سوم راهبردها و استراتژی های پیشنهادی در حوزه پیشگیری و درمان مسئله آزار جنسی مقدمه موضوع این مطالعه ناظر بر تجربه خشونت یا آزار جنسی در میان کودکان بود همانطور که گفته شد این آزارها طیف وسیعی از اعمال را در بر میگیرند آزارگرها نیز طیف مختلفی از افراد هستند که در یک سر آن افراد غریبه وجود دارند و در سر دیگر آن اعضای خانواده و مهارم تجربه آزار از سوی غریبه ها برای کودک ممکن است در نتیجه برخی از رویدادها و حوادث بدون طرح و نقشه قبلی باشد و تکرار دفعات آن نیز ممکن است اندک باشد یا اصلا تکرار نشود و آزار دیده دیگر با آزارگر مواجه نشود اما تجربه آزار در میان آشنایان و مهارم میتواند بارها و سالها تکرار شود یافته های پژوهش حاکی از آن بود که عوامل متعددی در آزار نقش دارند و کودکان آزار دیده با پیامدهای متنوعی از جنس آسیب گونه مواجه هستند مدلی که در زیر ذکر می گردد طی فرایند منطقی یافته های اصلی پژوهش ترسیم شده که مدل زمینه تحقیق است و نشان می دهد مهمترین علل کودک آزاری جنسی فقر و محرومیت خانواده های نابسامان ناکارآمدی نهادها در زمینه ارائه آموزش جنسی و حمایت فقدان قانون مشخص و شفاف و تعارض و های قوانین موجود است فقر و محرومیت یکی از علل است ادعا نمی که تنها در میان خانواده یا مناطق فقیر و محروم کودک آزاری جنسی وجود دارد اما در میان این خانواده ها و مناطق میزان کودک آزاری جنسی بیشتر است همانگونه که یافته ها نشان داد در برخی از موارد خانواده های فقیر و خانواده هایی که هر دو والد کار می کنند، یا دسته ای از خانواده هایی که در خانه های به اصطلاح نن قمر زندگی می کنند، همانند خانه های محله دروازه و زیستن چندین خانواده در کنار هم می بستری مساعد برای آزار باشد همچنین خانواده های فقیر که فاقد منابع کافی برای سرمایه در رشد مهارت کودکانشان هستند از این رو آنان را به ابزارهای مؤثر مثل مهارت و آگاهی به منظور دفاع از خود در برابر خطرات تجهیز نمی کنند. حاصل سخن آنچه که در این مطالعه و در فصل قبل بر اساس گفتارها و نقل قولهای مصاحبه شوندگان مورد تحلیل قرار گرفت در اینجا به شکل پیوستار و در قالب عنوانهای مقوله بندی شده ارائه می شود تا بر این اساس مسائل و چالش های حوزه آزار جنسی کودکان در جامعه ایران که برگرفته از نتایج این پژوهش است به گونه شفافتر و منسجمتر درک و مورد بازبینی و در نهایت بازاندیشی و درمان قرار گیرد از بود تاریخی خشونت و آزار جنسی خانوادگی انعکاسی از خشونت جامعه طبقاتی است و نشان دهنده موقعیت زنان و جایگاه اجتماعیشان در آن جامعه است. جایگاه مرد در ساختار اقتصادی خانواده و انعکاس آن در فرهنگ و سنت های ناشی از آن که به مرد لقب رئیس خانواده داده شده، برتری مرد از زن قلمداد داد می شود و در چنین موقعیتی وجود خشونت در واکنش، چالش ها و نابهنجاری هایی که در جامعه و خانواده وجود دارد، یک امر طبیعی محسوب می شود. ایده کثیری از مدافعان حقوق زن وقوع قتل های ناموسی و خشونت و آزار نهادینه شده در جامعه و خانواده را در عواملی چون پدر سالاری، مذهب، مهاجرت، محدودیت، رشانه، تعصبات شدید، پایین بودن سطح آگاهی، زندگی عشیره و کاملا بسته در برخی مناطق، ازدواج های اجباری و قوانین حکومتی ضد زن جستجو می هر کدام از اینها می تواند بسزایی به سزایی در وقوع جنایات و خشونت خانگی داشته باشد اما عامل بنیادین و پایه‌ای این فجایع نیستند ستم بر زن با پیدایش مالکیت خصوصی و جامعه طبقاتی به وجود آمده است به همین دلیل راه از این بردن آن دگرگونی ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه طبقاتی است آزار جنسی در فرایند رابطه متقابل هستی اجتماعی و آگاهی اجتماعی در جامعه ایران بین آگاهی انسان و هستی اجتماعی او رابطه متقابلی جریان دارد آگاهی انسان تحت تاثیر هستی اجتماعی قرار دارد این مناسبات وابستگی با مناسبات میان روبنا و زیربنا در کل جامعه منطبق است. تعیین کننده زیربنای اقتصادی جامعه یعنی نیروهای مولد و مناسبات تولیدی است و روبنای سیاسی و نظری ارزشها و هنجارها توجیهات ایدئولوژیکی و زامن حقوقی برای زیربنای اقتصادی و طبقه حاکم است این مطالعه نمایانگر آن است که شکل حدود کنترل اجتماعی از سوی مسئولین جامعه پذیری کودک و نوجوان آگاهی اجتماعی آنان نسبت به امر تربیت و همچنین مسئولیت پذیری آنان در قبال این دو گروه در جامعه ای ایران فعلی قابل تعمل است. در واقع در جامعه ای که سطح آگاهی اجتماعی پایین است، مسئولیت پذیری و کنترل در امر تربیت و اجتماعی کردن کودک از سوی مهمترین نهاد مسئول یعنی نهاد خانواده مقفول خواهد بود. بستر آگاهی اجتماعی هم هستی اجتماعی است و هرچه شرایط اقتصادی نابسامان آشفته باشند به همان اندازه شکلگیری نهادهای مدنی و آموزشی که مسئولیت آگاه سازی جامعه را در امر تربیت و جامعه پذیری بر عهده دارند به محاق خواهد رفت و این چنین است که بین عینیت اجتماعی و ذهنیت اجتماعی که همان هستی اجتماعی و آگاهی اجتماعی است همواره روابط متقابلی وجود دارد آگاهی اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی که از ابعاد ذهنی جامعه هستند متأثر از وضعیت عینی جامعه که همان شرایط اقتصادی نابسامان فعلی جامعه ایران است توسعه نداشتند و کنترل اجتماعی با چالش و ناکارآمدی مواجه شده محله هایی که محرومیت بیشتری در آنها به چشم میخورد به دلیل بالا بودن تراکم جمعیت بستر مناسبتری برای آزار دارند در کنار پایین بودن کنترل اجتماعی و مسئولیت پذیری در قبال گروه نوجوانان و کودکان از سوی نهادهای مسئول و نهادهای مراقبتی از جمله والدین و خانواده فضای محتملتری برای آزار داشتهاند در اینجا رابطه ای معناداری بین محرومیت جغرافیایی و اقتصادی با محرومیت فرهنگی و آگاهی به چشم میخورد که در حوزه آزار جنسی اثبات شده و عینیت یافته است در مناطق حاشیه‌ای نظارت اجتماعی و سطح آموزش فرهنگی پایین است که این نمایانگر محرومیت فرهنگی در این محرومیت اقتصادی در این مناطق است که تربیت و جامعه پذیری افراد را با مخاطره مواجه کرده با شدت گرفتن مسائل و نابسامانی های اقتصادی، گروه های بیشتری از جامعه از آموزش پولی و روندها و امکانات فرهنگی و هنری حذف و ترد شدند. یعنی هم از آموزش رسمی و هم از آموزش غیر رسمی که به توسعه فرهنگی و آگاهی اجتماعی آنان کمک می کند. این چنین بود که به قول بوردیو خشونت نمادین البته نه تنها در عرصه آموزش رسمی بلکه در تمام ابعاد مناسبات غیررسمی در مورد طبقات ضعیف و حتی متوسط جامعه رخ داده است محرومیت اقتصادی همراستا با محرومیت آموزشی و فرهنگی هم در ساختار رسمی و هم در ساختار غیر رسمی عمل کرد که حاصلی جز ضعف در خداگاهی و مهارت آموزی این طبقات نداشت یعنی در اصل خود زیستن، هنر زندگی کردن و کنشگری فعالانه را نشانه گرفت که یکی از پیامدهای آن عدم مهارت خود مراقبتی و مراقبت از کودکان و نوجوانان توسط خود آنان و نهاد خانواده بود. همچنین پایین بودن کنترل و حمایت اجتماعی یا فقدان عملکرد آنان و موازیکاری نهادهای حمایتی اجتماعی موجب شکلی از محرومیت اجتماعی در این مناطق شده که در کنار ابعاد دیگر محرومیت مثل فقر، نظارت پایین و آموزش غیر تکسر میزان آزار و اذیت کودکان تا قبل از زمان بلوغ آنان را رقم زده در واقع در مناطق حاشیه ای ایران فعلی ترد اجتماعی به مسابه محرومیتی چند بعدی شکل گرفته که در کنار تعارضات و ناهمگونی هایی که در متن جمعیتی این مناطق به دلیل پدیده مهاجرتی و فرهنگی وجود داشته است موجب به وجود آمدن انواع مسائل و آسیب های اجتماعی در آنها شده که یکی از مهمترین این مسائل آزارهای جنسی بالاخص در مورد گروه کودکان و نوجوانان بوده البته همیشه بین این مسائل و آسیب ها رابطه معناداری وجود دارد که مقوم یکدیگرند و این غیر قابل انکار است از مهمترین آنها فقر یا همان محرومیت و ترد اقتصادی است که کانون انواع مسائل و آسیبهایی هایی میباشد که سویه اقتصادی و غیر اقتصادی دارند و باستولید تولید کننده ی مسائلی مثل اعتیاد، طلاق، دزدی و غیره که همگی در ارتباط معنادار با هم و با حوزه ی آزار جنسی میباشند به قول آواکیان نیروهای اقتصادی زیربنایی و تغییرات و تعارضات عمیق اجتماعی فرهنگی به طرق گوناگون خانواده مردسالار و روابط مرد را تحت فشار شدید قرار داده است تضعیف و تحلیل اشکال سنتی و سابقا پایدار مثل انتقام کشی مردانه کنترل پدر سالارانه بر زنان احساس از دست دادن جایگاه مردانه در خانه محل کار و در سطح جامعه خشونت علیه زنان از جمله تجاوز و تجاوز گروهی در تلاش برای کسب مجدد برتری و امتیاز طلبی و حق به جانبی مردانه و تنبیه کسانی که این امتیازات را به خطر میاندازند نقش تامی ایفا می کند. آزارگران از فقر، خلاء عاطفی، عدم پیوند اجتماعی و سست بودن حس تعلق اجتماعی و همچنین آمال آرزوهای کودکانه و نوجوانانه آنان جهت جذب برای سوء استفاده و آزار جنسی بهره میگیرند. از طرفی مرور سیاست گذاری های جامعه ایران در حوزه فقر کودکان نمایانگر آن است که طی دهه های گذشته در مواجهه با این ابعاد گسترده محرومیت گروه کودکان و نوجوانان نه تنها سیاست گذاری در جهت کاهش فقر آنان نداشته بلکه به جای سیاست گذاری سیاست زدایی کرده است گذری بر اسناد سیاست ها و طرحهای اجرایی در این حوزه نشان می دهد که سیاست ها بیشتر مبتنی بر ترد کودکان فقیر و بلخش کودکان کار و خیابان بوده یعنی ترد کننده بوده تا اینکه حاصلی مبتنی بر ادغام این کودکان در جامعه و پیوند مجدد آنان با جامعه داشته باشد سیاست های شتاب زده که تنها در پی جمعآوری موقتی و کوتاه مدت این کودکان با هدف پاکسازی و زیباسازی فضای شهر و مشروعیت بخشی به آن بوده است تا اینکه بخواهد از طریق تغییر ساختاری و بنیادی با مسئله فقر کودکان و پدیده کودکان کار و خیابان مواجه باشد که یکی از ابعاد مهم آن آزار جنسی این کودکان است در تبیین این پدیده درون رابطه متقابل هستی اجتماعی و آگاهی اجتماعی مارکسیست ها معتقدند عاملی که موجب شکوفایی فردیت و توسعه انسانی به مسابقه شخصیتی خلاق و مستعد می شود در وهله اول نه وابستگی به علاقه و آرزوی وی بلکه در تحلیل نهانی به وسیله مناسبات عینی اجتماعی اقتصادی سیاسی و مادی تعیین می شود به بیان دیگر به وسیله مناسباتی که انسان تحت سلطه آن زندگی می کند. روابط شخصی مبتنی بر اختلافات طبیعی میان زن و مرد لذت و حمایتی که آنان طبیعتاً بر یکدیگر مبذول می‌دارند از این نظر روابطی نابرابرند که زنان تحت تسلط مردان بوده و با آنها به عنوان اشیاء رفتار می‌شود این روابط نامتقارن میان افراد جامعه روابطی هستند که به سرشت انسان و ویژگی‌های بیولوژیکی جنسی و فیزیکی ربطی ندارند بلکه به خاطر داشتن یا نداشتن حق تملک بر دارایی میان آنها برقرار است علت اصلی بیگانگی میان افراد و اجتماعات انسانی تقسیم کاری است که به پیدایش پدیده مالکیت خصوصی در تاریخ انجامیده. بنابراین القای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نخستین شرط از بین بردن بیگانگی انسان از انسان است که راه را برای انسانی سازی روابط بین زن و مرد مسدود ساخته است. مادامی که افراد جامعه به گونه با هم معاشرت می کنند که با یکدیگر به عنوان اشیا رفتار می کنند، تزادها و برخوردهای وحشیانه در شکل قتل زن توسط همسر یا دوست پسر، خشونت فیزیکی و جنسی و روحی یک جنس علیه جنس دیگر و غیره کمابیش به قوت خود باقی خواهد ماند نظام سرمایه داری ویرانی و زوال همپیوندی های انسان با نوع انسان دیگر و مرد با زن است بیگانگی انسان از انسان مرد از زن و پیامدهای بغرنج آن با توجه به تاریخ و روند پیدایش مالکیت خصوصی و انباشت سرمایه در دست یک طبقه مرحله موقتی در تاریخ و ساخته دست انسان است بنابراین آن زمان که انسانها بتوانند این مناسبات را به نفع خود تغییر دهند به طوری که خود بر مناسبات اجتماعی چیره شوند از بین خواهد رفت وگرنه تا آن زمان که زنان به عنوان شعی در نظر گرفته شوند خشونت و تعرض جنسی استمرار خواهد داشت معزلی که بسیاری از راویان پژوهش آن را تجربه کردند. ساختار حقوقی ناکارآمد در حوزه پیشگیری از آزار جنسی و حمایت از آزار دیدگان از طرفی قوانین تصویب شده در حوزه آزار جنسی و حمایت از آزار دیدگان جنسی منوط و وابسته به عوامل و ساختارهایی است که بایستی بر آنان تعمل شود از جمله ساختار سازمانهایی که دخیل در امر اجرایی شدن این قوانین هستند مهمند و در جامعه ایران فعلی همانطور که مشهود است خود این سازمانها با مسائل ساختاری متنوعی اعم از درون سازمانی و برون سازمانی مواجه هستند که موانعی برای کارکرد مفید و مطلوب آنها در این حوزه محسوب می‌شود. از این مسئله ساختاری درون سازمانی به صورت نمونه می توان به ضعف در حقوق و مزایای حمایت کننده های نیروی انسانی شاغل در آنها اشاره کرد که انگیزه آنان را تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین بروکراسی های دست و پاگیری که بر فضای درون سازمانی مسلط است. از مسائل ساختاری برون سازمانی نیز به صورت نمونه می توان به موازی کاری ها و همپوشانی ها و تداخل وظایف و مسئولیت های این سازمان ها با هم و همچنین امکانات و بودجه هایی که به آنها جهت تعدید این مسئله از سوی ساختار دولت داده می شود اشاره کرد از دیگر عوامل می توان به مسائل زمینه ای و توسعه ای جامعه اشاره داشت بحث سیاست گذاری های رفاهی اجتماعی یعنی تامین اجتماعی بهداشت آموزش حاشیه نشینی و مسائل جنسی هست که هرچه فقدان و ضعیف بودن این سیاست گذاری های زمینه ای دیده شود نه تنها شاهد تعدیل بلکه تشدید مسئله آزار جنسی و زنای با محارم در متن نهاد خانواده و حتی بی اثر شدن یا کم اثر شدن قوانین نسبتا خوبی که در این راستا تصویب می شوند و مواجهه با شالش های بیشتر در اجرای شدن آنها خواهیم بود. اما آنچه به ساختار حقوقی در راستای عدم مجازات آزارگر جنسی که از مهارم است مشروعیت میدهد گفتمان مبتنی بر تبعیض جنسیتی است که از فرهنگ پدرسالاری مسلط بر جامعه میآید همچنین گفتمان اقتصادی نیز از طریق تبدیل جذا به جریمه نقدی در همدستی با این گفتمان فرهنگی که پدر را مالک فرزند میداند گفتمان حقوقی را از کیفر آزار جنسی معلق و مبرا میکند این معلق نمودن موجب تثبیت و تکرار آزار جنسی یا زنای با محارم به دفعات می‌گردد زیرا که سیاست های پیشگیرانه ای از منظر حقوقی و توسط تدابیر قانونی و غذایی برای آن در نظر گرفته نشده است. حاصل این روند به دنیا آمدن انسانی است که این بار از طریق همان ای که به واسطه گفتمانهای غالبش منجر به پیدایش آن شده، موجب برچسب‌زنی شرعی قرار می‌گیرد و در این مرحله گفتمان مذهبی یا برچسب زنی مبتنی بر حرامزاده بودن وجود آن را نامشروع دانسته و از این طریق او را در ساختار قانونی فاقد حقوق و منزلت انسانی می نماید و نهادهای اجتماعی و اقتصادی بر مبنای این فقدان از حمایت اجتماعی و تأمین اقتصادی او در قالب سیاست های رفاهی تأمین اجتماعی و اقتصادی سرباز میزنند در واقع پدیده ی فرزند نامشروع که بر ساخته فرهنگ و مناسبات پدر سالارانه جامعه است، توسط همین مناسبات مورد ترد قرار میگیرد و جامعه در قبال آن مسئولیتی نمیپذیرد و این چنین است که به این عدم حمایت در این مرحله نیز مشروعیت داده می شود. این چرخه مفلوج و ناکارآمد در حوزه حقوق آزار جنسی به اشکال متعدد استمرار دارد. در واقع گفتمان حقوقی در تطبیق با گفتمان دینی در جامعه ایران بین تجاوز و زنا هیچ تمایز و مرزی در نظر نگرفته و این دو مفهوم به لحاظ معنایی معادل همدیگر به کار می روند و البته با تجاوز تحت لوای زنای با مهارم برخورد و مجازات صورت می پذیرت. لذا تفکرات و قوانین ارتجایی اسلام که در قوانین جاری ایران نهادینه شده مانعی برای افشای تجاوز است بر این اساس فرد قربانی مبدل به مقصر گناهکار و مجرم می شود که بایستی از سوی نهادها مورد مجازات قرار گیرد این مسئله به انکار آزار از سوی آزار دیده و عدم افشای آن دامن میزند مکانیزم انکار توسط خود فرد آزار دیده و خانواده او به این دلیل صورت میگیرد که با افشای آزار گفتمان حقوقی مسلط نه تنها از آزارگر حق خواهی نمی کند، بلکه او را به مصابه مجرم مورد مجازات قرار میدهد به خاطر تسلط این گفتمان حقوقی و اجرایی شدنش از طریق قانون فرد آزار دیده و خانواده او ترجیح به کنش مبتنی بر انکار و عدم افشای آن میدهد ساختار محله‌ای که در آن سرمایه‌های اجتماعی اعم از امنیت، اعتماد، صداقت و همدلی پر رنگ باشد، روح جمعی و انسجام بیشتری برای حمایت از فرد دیده ایجاد خواهد شد و در صورت اطلاع با همدلی و امنیت بیشتری یاری رسنده خواهد شد. برای اجتناب از انواع خطا و اصلاح کج‌فهمی در مورد تجاوز، توجه به این موارد مهم است. متجاوز الزاما شخصی خشن از طبقه اجتماعی پایین نیست بلکه میتواند یک مرد از نظر اجتماعی مواجه و با سرمایه فرهنگی بالا یک مرد دانشگاهی پزشک هنرمند یا روزنامه نگار باشد که از همین ویژگیها به عنوان منابعی برای تجاوز استفاده و یا سوء استفاده از موقعیت به زنان تعرض جنسی کند به لحاظ نژادی قومی هم سوگیری هایی در مورد متجاوزان وجود دارد مثلا در آمریکا افراد سیاه پوست و در ایران مهاجران افغانی بیشتر از سفید پوستان و ایرانی ها در مزان اتهام تجاوز قرار می گیرند. در حالی که متجاوز می تواند از هر طبقه اجتماعی و قوم و نژاد و ملیتی باشد. متجاوز همیشه یک شخص غریبه نیست که بدون هیچ سابقه آشنایی مثل حیوانی درنده به تومش حمله کند بلکه ممکن است آشنایی باشد که با سوء استفاده از اعتماد زنان آنان را مورد خشونت جنسی قرار دهد متجاوز می تواند همسر زن باشد که در شرایط عدم تمایل زن به زور با او رابطه جنسی برقرار می کند. متجاوز الزامن یک شخص محرومیت جنسی کشیده نیست که برای اطفای نیاز جنسی به زنانی که سر راهش قرار می گیرند حمله کند. متجاوز ممکن است یک مرد متحل یا مردی باشد که شریکی و شرکای جنسی دارد. این مفروضه در واقع نوعی توجیه کردن عمل تجاوز است. تجاوز الزامن در مکانی ناآشنا و در کوه و صحرا رخ نمی دهد. بلکه ممکن است در خانه قربانی خانه متجاوز، دانشگاه، بیمارستان، محل کار و غیره اتفاق بیفتد. در واقع هر جایی که از کنترل و انظار عمومی خارج باشد، می تواند زمینه تجاوز را فراهم کند. البته همین ویژگی دور بودن از نظارت اجتماعی و فقدان شاهدان است که اثبات تجاوز و دادخواهی را دشوار می کند. حضور زن در خانه یا محل کار یا قلم روی متجاوز به معنی رضایت او به عمل جنسی نیست. بنابراین اگر با زنی صرف نظر از مکانی که در آن قرار دارد برخلاف میلش رابطه جنسی برقرار شود این عمل مصداق تجاوز است و آنکه باید مورد سرزنش و تعقیب قرار گیرد متجاوز است نه قربانی برای مشروع موجه جلوه دادن تجاوز برخی مطالب مهم و دروغین تولید و پراکنده می شود که متکی به مفروضات مرد سالاران درباره رابطه جنسی است اینکه مردان قادر به کنترل نیاز جنسیشان نیستند و این زنها هستند که باید محافظت و محدود شوند و نیز ادعاهایی که با فیلم های مستحجن جنسی به آنها دامن زده می شود که زنان از عمل جنسی توان با خشونت لذت میبرند و غیره اینها ادعاهایی بیپایه و باطل هستند که برای توجیه تجاوز و تبرعه مردان متجاوز و منکوب کردن زنان به کار می روند. تصورات و تفکرات کلیشه ای موجب می شود تجاوز در سکوت و خاموشی تداوم یابد و قربانیان جسارت افشاگری و دادخواهی نداشته باشند. این کلیشه ها را باید در هم شکشت و از قربانی حمایت کرد. شاید با تغییر نگرش این پدیده خشونت و آسیبزا کمتر اتفاق بیفتد. موانع آموزش زیست جنسی در پیشگیری از آزار جنسی و پیامدهای آن. پیشگیری از آزار جنسی از طریق آموزش مسائل جنسی در ایران مقفول مانده. این قفلت و کوتاهی در مورد لزوم آموزش مسائل جنسی میتواند خاص باشد. از آن جهت که ایران به مشابه جامعه دینی دینی از طریق گفتمان مبتنی بر اینکه امر جنسی تابوست به این عدم آموزش در امر پیشگیری مشروعیت بخشیده و آن را ارزش میداند. از طرفی میتواند عام باشد. بدین معنی که تنها حوزه ی مسائل جنسی نیست که امر پیشگیری در آن غایب است بلکه پیشگیری در سایر حوزه ها و مسائل اجتماعی نیز معمولا ضعیف است شاید علت این است که معمولا در جامعه به مانند ایران افراد نهادها و شازمان ها بیشتر درگیر مطرح کردن کار خودشان و رزومه سازی از این طریق هستند تا اینکه نگاهی به مراتب کارکردی به مسائل اجتماعی داشته باشند در نظر آنان صرف وقت زمان و انرژی در حوزه پیشگیری که زمان بر هم هشت تا به بار بنشیند به صرفه نیست و معقولیت ابزاری ندارد به همین دلیل حوزه درمان در رابطه با مسائل اجتماعی پررنگ تر دیده می شود. و از آنجایی که سودافرین و, و را است بیشتر به آن پرداخته می شود. هرچند که در مورد حوزه جنسی به دلیل انکار بر عدم وجود مسئله و پذیرش آن متاسفانه حوزه درمان هم مقفول مانده است در واقع گفتمان مذهبی مبنی بر تابو بودن امر جنسی و انکار آن به طبع این ممنوعیت با تسلط بر فرضای ساختاری حقوقی اجتماعی و فرهنگی به سرکوب امر جنسی و عدم نیاز به گفتگو و آموزش در مورد آن مشروعیت بخشیده است از دیگر عموما تصور بر این است که تجاوز توسط مردی نخراشیده و نتراشیده وحشی و غریبه در مکانی ناآشنا و یا در طی حمله و ورود توان با خشونت به محل زندگی زن روی میدهد چون این تصویری موجب شده که وقتی مردان دیگر و در موقعیت‌های دیگر دست به تجاوز میزنند عملشان تجاوز به حساب نیاید و حتی اگر شرح آن به گوش کسی برسد زن را مقصر بداند که چرا خود را در دسترس متجاوز قرار داده علاوه بر این عموما در برخورد با قربانی تصورات نادرستی وجود دارد که همین تصورات سخت و غالبی موجب می شود که شکایت زنانی که منطبق با آن تصورات نیست جدی گرفته نشود و صدایشان شنیده نشود مثلا اینکه زن قربانی الزاما باید جذابیت های جنسی ویژه داشته باشد یا لباس خاصی به تن داشته باشد تا تجاوز به او باورپذیر شود که البته در این صورت هم باز زن مقصر و فراهم کننده زمینه تجاوز شناخته می شود. آنچه به تغییر این تصویر و آشکار شدن موضوع تجاوز کمک می کند، افزایش داده است که از قربانیان تجاوز جمع آوری می شود. این داده ها نشان می دهد که اولا تجاوز به علت آنکه به حریم خصوصی و آبروی افراد پیوند خورده تا حد قابل توجهی مخفی می ماند در حالی که ممکن است گستردگی بیشتری نسبت به آنچه از آن می دانیم داشته باشد. سانیان تجاوز الزامن با تصور کلیشه ای که از آن موجود است مطابقت ندارد. عوامل مختلف و موانع متعددی در عدم آموزش جنسی به هنگام و در زمان مناسب خود برای گروه هدف کودکان من و نوجوانان و همچنین خانواده در جامعه ایران دخیل بوده است که عبارتند از عدم تخصص گرایی تا با انگاشتن مسئله جنسی به دلیل دینی بودن و مدیریت ایدئولوژیک جامعه مکانیزم انکار و عدم شفافیت در تمامی های جامعه عدم تعادل نهادی در مورد این مسئله اختلاف نظر موافقان و مخالفان بر سر آگاه سازی در مورد این مسئله و غیره. تدوین برنامه آموزشی در حوزه مسائل جنسی هم برای کودکان و نوجوانان و هم برای خانواده نیازمند دیدن این مسئله از منظر تخصصها و حوزه های گوناگون است و این در حالی است که برخی از حوزه ها از جمله حوزه علوم اجتماعی و متخصصین این حوزه در جامعه ایران به نسبت برخی دیگر از حوزه ها منفورتر و در حاشیه قرار دارند و این موجب غیبت روی کرد و نگاه های آنان به مسئله مذکور می شود که امکان نگاه چند بعدی را به مسئله جنسی در بحث سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی از بین خواهد برد. از طرف دیگر گفتمان مذهبی غالب بر عرصه سیاست های فرهنگی و اجتماعی بلخص بر حوزه سیاست های نهاد خانواده همواره در جامعه چون ایران موجب امتناع از پرداختن به چنین مسائلی از طریق تابو کردن آنها شده. همچنین در جامعه چون ایران که در آن نهادهای جامعه پذیری و اجتماعی کردن از جمله خانواده، مدرسه، رشانه و شایر نهادهای ارتباطی به شدت درگیر مکانیزم انکار و عدم شفافیت هستند، گفتگو کردن از امر جنسی به شدت نفی می شود و به مشابه امری نامقدس تلقی می شود که از طریق گفتمان مشهبی در این نهادها مشروعیت می یابد و سخن گفتن درباره آنها را غیر مجاز می کند. این است که مکانیزم انکار و یا عدم شفافیت به مشابه امری غالب در تمام لایه‌های جامعه عمل می کند. در جایی که مکانیزم انکار عمل می کند، به دنبالش ترغیب و تحریک صورت می پذیرت. پس اگرچه نیاز جنسی سائقی طبیعی است ولیکن موجبات و چگونگی برآوردن آن را مکانیزم اجتماعی ترغیب و تحریک فراهم کرده است این انکار مبتنی بر عدم وجود مسئله امکان کنترل و نظارت بر آن را از سوی اجتماع از بین میبرد آموزش در امر جنسی نیازمند تعامل بین نهادهایی است که در این آموزش هر کدام به شکلی درگیر و هستند خانواده مدرسه و رسانه به مصابه نهادهای اجتماعی کردن از سوی دیگر نهادهای دینی نهاد دولت و سایر نهادها در سیاست گذاری تعیین بودجه جهت برنامه ریزی و از همه مهمتر مشروعیت دادن به چنین آموزشی دخیلند و هماهنگی بین آنها در اثر بخشتر کردن و تدوین چندبعدی این برنامه ها بسیار تعیین کننده خواهد بود از آنجایی که در جامعه ایران تعامل بین نهادی به دلیل تداخل وظایف همپوشانی آنها در مواردی و روی کارت‌های نفت کنندهشان نسبت به هم موجب اختلال در عملکردهایشان بوده، آموزش امر جنسی نیز همواره به حاشیه رفته. اما این اختلاف نظر بین موافقان آموزش امر جنسی و مخالفان آن که هر کدام دلایل و استدلالهای خود را دارند، مانع مهم دیگری است. موافقان آگاه امر جنسی را به دلیل مهارت آموزی از ضروریات زندگی فردی و اجتماعی می دانند و بالعکس مخالفان این آموزش را عاملی برای ترغیب و تحریک این غریزه تلقی می کنند که می تواند تبعاتی داشته باشد. به هر ترتیب این دوگان انگاری ها نتیجه جز عدم تحقق آموزش جنسی در جامعه ایران نداشته و به عنوان مانع جدی همواره حضور داشته. برایند عواملی که بیان و به آنها پرداخته شد و همچنین عوامل دیگر موجب امتناع پرداختن و برنامه ریزی در این خصوص شده. بر طبق متن مصاحبه های میدانی یکی از موانع جدی آموزش امر جنسی در ایران احساسات اجتماعی غالب است که ریشه در سبک جامعه پذیری و روند و شکل تربیت اجتماعی دارد احساساتی مثل شرم گناه ترس و غیره از احساسات قالبی هستند که در فضای تربیت اجتماعی و در دوره های کودکی و نوجوانی در افراد جامعه به وجود می و نهادی نمی شود که از موانع اصلی گفتگو در امور جنسی حتی در سطح متخصصان و ما نیز این احساسات نمود دارد همچنین مکانیزم آبرو و حیای اجتماعی آنچنان در لایه های اجتماعی و فرهنگی ما پررنگ است که مقوله های قابل گفتگو که الزام مباحثه جمعی در مورد آن است مورد انکار قرار میگیرد که مانعی برای مواجهه شفاف با آن است بنابراین همواره تابو محسوب شده و نفی می شود همانطور که موانع آموزش جنسی در جامعه ایران چند عاملی و چند بعدی است مسائل و موانع سازمان های مردم نهاد در امر آموزش جنسی نیز چند عاملی است یکی از این عوامل که سازمان های مردم نهاد با آن درگیرند عدم آشنایی و آگاهی مردم نسبت به این سازمان ها و کارکرد آنهاست که از پایین بودن سطح آگاهی های مدنی مردم نشأت میگیرد که موجب عدم عضویت آنان در این نهادها و سازمان ها می شود به ای که جمعیت تحت پوشش و حامیشان کم است دیگری رابطه است که این سازمان ها و نهادهای مردمی با سایر نهادها و مؤسسات دولتی و خصوصی دارند که غیر است در جامعه ایران تقابل و رقابت ناسالم و غیر سازنده راه اثر بخشی را مسدود می کند. فقدان دانش و مهارت کافی در حوزه مسائل جنسی توسط نیروهای انسانی شاغل در این سازمان ها و سایر سازمان هایی که مرتبط با این حوزه کار می کنند نمایانگر عدم شایسته سالاری در این سازمان ها جهت به نیروی انسانی متخصص ضعف راهبری گزینش و کنترل و نظارت بر آنها می باشد که همگی این عوامل از موانع اثر بخشیشان در حوزه مذکور محسوب می شود. به عبارتی مسائل ساختاری وجود دارد که کارکرد مددکاران و نیروهای انسانی دلسوز به مسابقه کنشگران فعال اجتماعی در امر آزار جنسی را با ناکارآمدی مواجه کرده اهم این مسائل ساختاری یکی عدم آموزش و آگاهسازی فراگیر و منسجم و نظاممند است و دیگری فقدان نهادهای حمایتی است که در این حوزه قوی و تعاملی عمل کنند آموزش به تنهایی و عملکرد نهادی به تنهایی پاسخگوی تعدیل این مسئله در جامعه ایران نیست و مضافاً این دو عامل نیز فارغ از رفع مسائل ساختاری و سطح کلان که از عوامل زمینه ای هستند قابل اجرا و اثر بخش نیست گفتارهای بالا نمایانگر آن است که آموزش این کار آزار در نهاد مدرسه در کنار نهاد خانواده و رسانه چگونه باعث کتمان مسئله و عدم پیگیری و سلب مسئولیت و فرافکنی نهادهای مسئول و افراد مسئول در این رابطه شده است با پولی شدن سیستم آموزشی در جامعه ایران هم کارکردهای اصلی آن به هاشی رفته و هم که رابطه بین مدرسه و خانواده دوچار تغییراتی نسبت به قبل شده به ای که خانواده به مشابه مشتری دیده می شود که به هر طریقی بایستی جذب شود و کارکردهای تربیتی مدرسه فارغ از خانواده و بدون مداخله آن دیگر در اولویت نیست و نیازمند تایید خانواده است هرچند این خانواده ناگاه باشد و از طرف دیگر تعامل بین خانواده و مدرسه تنها نمادین و رفع تکلیفی شده که رشته ارتباط خانه با مدرسه را گسسته. مشاوران هم در مدارس بیشتر به مسابقه کارگزاران جذب خانواده و دانش آموز به مسابقه مشتری عمل می کنند. و نه در مقام فرد و نهادی که کارکردهای آگاهی بخشی در امور مختلف از جمله آموزش مسائل جنسی را داشته باشند و به همین دلیل نقش آفرینی آنها اعتماد و ارتباطشان با دانش آموزان محدود به اهداف سود و منفعت مدرسه است. در واقع در جامعه ایران آموزش های جنسی که بتواند در حوزه پیشگیری از آزار جنسی کودکان مؤثر باشد و همچنین سیاستها و خدمات اجتماعی حمایتی از سوی نهادها و سازمان ها در جهت حمایت از آزار دیدگان به صورت منسجم و نظاممند وجود ندارد این فقدان ها موجب شده که از این نوع آزارها هر روز تعدد و فراوانی ببینیم و همین که تبعات و پیامدهای آنان پایدار و تشدید شونده باشد این فقدان ها موجب می شود که هم از این نوع از آزارها هر روز تعدد و فراوانی یابد و هم که تبعات و پیامدهای آنان پایدار و تشدید شونده باشد به تعبیر خود مصرف کنندگان در تحقیقاتی که انجام شده مصرف مواد یکی از راههای خفه کردن احساسات آنان است و از آنجایی که آزار دیده جنسی در پی خفه کردن احساسات مخربی است که ناشی از تجربه و خاطره آزار جنسی می باشد. مثل احساس کم ارزشی، حقارت، بدبینی، ترس، شرم، گناه، تنفر، بیقدرتی، سرزنش و خشم به همین دلیل یکی از راه های انتخابیش مصرف مواد است که از طریق آن این احساسات را کمرنگ و در خود به شکل موقتی هم که شده از طریق نشگی خفه کند. پس چنانچه سیاست های درستی از طرف خانواده و جامعه در مواجهه با این مسائل نباشد، همواره به مسئله اعتیاد نیز در کنار آسیب ها و مسائل دیگری که تا کنون بحث کرده ایم از این طریق دامن زده می شود. خانواده مدرن در جامعه کژدیسته ایرانی زمین ساز آزار جنسی فرهنگ جامعه ایران در رابطه با بیان مسائل جنسی شرم و حیای زیادی ایجاد کرده و بحث درباره این موضوع در جامعه تابوست. این حس شرم در مورد آموزش جنسی کودکان بیشتر نمود پیدا می مشاهده شده والدین و حتی معلمان در مواجهه با سوالهای جنسی کودکان دچار احساس پریشانی و شرم و سردرگمی شده و حتی شاید به بچه مشکوک شده یا نسبت به او احساس تنفر و انزجار داشته باشند و این تنفر منجر به کودک آزاری شود در صورتی که باید توجه داشت که بچه ها به طور طبیعی از یک یا دو سالگی شروع به کشف بدن خود می کنند که اندام های جنسی هم شامل آن است. حتی بچه ها در سن سه سالگی قادر به تمیز دادن دو جنس هستند و این اولین سوال درباره مسائل جنسی و اولین سالهایشان درباره مسائل جنسی به ویژه اینکه بچه چگونه به وجود می آید از چهار یا پنج سالگی آغاز می شود. اگر به سوال بچه ها جواب مناسب داده نشود بچه سرکوب می شود و از مجرای دیگری به دنبال پاسخ می رود و از این رو تولید محتوای آموزشی با محوریت آموزش جنسی کودکان و نوجوانان با اشاره به یک دست نبودن جامعه از حیث طبقات اجتماعی و فرهنگی و حتی مناطق جغرافیایی ضرورت دارد زمانی که بحث آموزش جنسی برای بچه ها مطرح می شود باید متخصصان جامعه و ویژگی فرهنگی و اجتماعی آن را در نظر بگیریم جامعه ای ایران همگون نیست بخشی سنتی و محافظه کارند و بخشی مدرن و از الگوهای زندگی غربی تاثیر میپذیرند بنابراین باید با توجه به این تنوع قومی زبانی و فرهنگی محتوای واحدی تولید کرد که برای همه قابل استفاده باشد دو نهاد آموزش و پرورش و وزارت بهداشت میتوانند در این زمینه نقش تاثیرگذاری ایفا کنند وزارت آموزش و پرورش با آموزش های لازم بچه ها را برای ورود به زندگی اجتماعی آماده کند و وزارت بهداشت با توجه به نقش و گستردگی وظایفش که حتی توسط بهورزها ها در دورترین روسته های کشور خدمت رسانی انجام می دهد می تواند در کنار مراقبت های بهداشتی که ارائه می دهد آموزش جنسی کودکان توسط والدین را نیز در دستور کار قرار دهد که قبل از تولد فرزندانشان بتوانند به این اطلاعات و مهارت دسترسی پیدا کنند. گذشته از این موارد در سبک زندگی سنتی ایران که محل دور همی خیشان در خانه مادر بزرگ است کودکان اوقاتی را با اطمینان در کنار مادر بزرگ به سر میبرند که این اعتماد امنیت به نوعی می توانست مخاطره آمیز باشد و در سبک زندگی مدرن که با اشتغال زنان مواجه هستیم این واسفاری به گونه دیگر و به دلایل دیگری صورت می گیرد. زنان بسیاری هستند که در ساعات کاری خود به دلیل هزینه های مهد کودکا به مسابه نهادهای های در ایران با انایت به نابسامانی شرایط اقتصادی فعلی جامعه فرزند خود را به خانه مادر بزرگ یا نزدیکان می سپارند. در واقع در زمان فعلی بحث اشتغال زنان و هزینه های گذاف نگهداری کودکان احتمال نگهداری کودکان در خانه مادر بزرگ و نزدیکان که به مصابه مکان امن و مطمئن شناخته می شوند را بیشتر کرده و پیرو به آن احتمال آزارهایی که از طریق این فضا می تواند ایجاد شود را نیز بالا میبرد. از طرف دیگر در جوامع توسعه نیافته مثل ایران نهادهای حمایتی که قویا از این کودکان در مقابل فضای بیدفاع خانه و خانوادهشان حمایت میکنند وجود ندارند و یا عملکرد آنها به صورت نمادین و سوری آن هم به صورت کاملا محدود است در نتیجه آزار دیده مجبور است تا سالها در کنار والد آزارگر خود به زندگی ادامه دهد خانواده در جامعه ایران امروز به دلیل شرایط نامساعد و آشفته اقتصادی و اجتماعی کانون تحریک دائمی سکسوالیته است در خانواده شخصیت های جدیدی ظاهر شدند که از جمله میتوان به زن عصبی، زن سرد مزاج، مادر بیعتنا یا مبتلا به وسواس کشنده، شوهر ناتوان جنسی و آزرده و منحرف، دختر هیستریک، کودک دارای بلوغ زودرس، مرد جوان هم جنس خواهی که از ازدواج امتنا می کند و یا به همسرش توجه نمی کند اشاره کرد که همگی حامل اختلال سکسوالیته نابهنجار در نظم وصلت منحرفانند. نهاد خانواده می تواند هیچ یک از آسیب های مشخص و مطروحه مثل اعتیاد، طلاق، بد سرپرستی و غیره را به لحاظ ساختاری در خود نداشته باشد. ولی این دلیل بر متعادل بودن آن نیست. خانواده های بسیاری هستند که به لحاظ ساختاری یا از نوع سختگیرانه و درگیر یا از نوع سهل گیرانه و رها شده هستند و هر دوی این خانواده ها مستعد بستری مناسب برای آزار جنسی هستند. منظور از خانواده سختگیر و درگیر خانواده است که در آن آزادی عمل و استقلال هویتی افراد با چالش و مسئله مواجه است و خانواده های تکمهورانه استبدادی غیر مشارکتی و غیر تقسیم کاری از این خانواده ها به شمار می روند که در جامعه فعلی ایران کم نیستند. همچنین خانواده های گیرانه یا رها شده به خانواده هایی گفته می شود که آزادی در آنها افراطی و بیجا و در این حال غیر منطقی و رها است. در این خانواده ها تقسیم کار و مشارکت با مشکل مواجه است و احساس پیوند عاطفی و تعلق در افراد نسبت به نهاد خانواده به نوع دیگری تضعیف شده. هر دو نوع خانواده که بیان شد بستر مناسبی برای بروز و تداوم آزار جنسی و زنای با محارم است. زیرا در هر کدام از آنها احساسات و نیازهای افراد به گونه‌ای سرکوب و یا نامتعادل پاسخ داده می شود که یکی از مهمترین پیامدهای این عدم تعادل و کنترل از سوی نهاد خانواده می تواند آزار جنسی و زنای با محارم باشد خانواده مذهبی به دلیل سرکوب و نادیده گرفتن احساسات و نیازهای افراد در متن خود که از اعمال محدودیت ها می آید می تواند بستری برای ترغیب و تحریک سکسوالیته و در نتیجه آزار جنسی و زنای با مهارم فراهم کند افراد در خانواده مذهبی از آنجایی که احساساتی چون گناه و شرم رو یاد میگیرند و نهادینه می کنند پس از آزار نیز می توانند درگیر احساسی از شرم و گناه به شکل شدیدتری باشند در این مطالعه عامل تحریک آزار عدم پوشانندگی جسم قلم داد شده و گناه از بیرون فرد متوجه درون او می شود و مکانیزم عذاب وجدان در فرد بروز و نمود می این احساسات منفی برآمده از ساختار مذهبی و فرهنگی خانواده و البته برگرفته از جامعه مذهبی است که فرد آزار دیده را از جایگاه آسیب دیده به مقصر تبدیل می کند که خود را به خاطر این گناه سرزنش می کند و در برابر کنشی مبتنی بر آزار و تداوم آن سکوت می کند و همواره با احساسات نامطلوب درونیش در چالش دائمی است. گویی فرد آزار دیده در این موقعیت به آبژه قدرت مبدل می شود. احساسات منفی مثل ترس و گناه، باورهای چون آبرو، حیثیت اجتماعی و تایید اجتماعی و همچنین سرکوب نیازها و سیستم پاداش و تنبیه در خانواده هایی که درگیر محرومیت در ابعاد اقتصادی و غیر اقتصادی آن هستند، قابل تعامل است. زیرا این موارد احتمال آزار جنسی گروه کودکان و نوجوانان را در این خانواده ها و استمرار و سکوت در مقابل این آزار را بیشتر می کند. خلاهای عاطفی، سیستم مراقبتی و نظارت ناکارآمد، سیستم پاداش و تنبیه نابجا و نامناسب به لحاظ تحلیل موقعیتی از سوی خانواده به مشابه نهاد اولیه ی اجتماعی شدن افراد از عوامل مهم زمین ساز آزار جنسی کودکان است و همچنین افرادی که در این گونه خانواده ها زیست می کنند فاقد مهارت خود مراقبتی می باشند و بسیاری از مهارت ضروری زندگی در آنان ضعیف عمل می کند. بخش مهمی از تجربه زیسته در خانواده شکل میگیرد و در خلال آن احساسات و بینش افراد برساخته می شود. خانواده ای که نسبت به پدیده های مثل کودکی و نوجوانی فقر آگاهی دارد تشدید کننده ای مسائل و اینچنینی خواهد بود. اعتیاد از طریق جابجایی نقش ها و یا حذف نقش ها در خانواده همچنین از بین بردن نظام تقسیم کار و تعادل بود عاطفی خانواده می خانواده را مبدل به کانون تجداد و خشونت کند. البته ساختار و کارکردهای خانواده ای که درگیر اعتیاد می شود همواره با مسائلی مواجه است. عدم تعادل عاطفی به شکل حمایت افراطی و یا بیتوجهی به نیازهای روانی و عاطفی اعضا از طریق سبکهای فرزندپروری نامتعادل ساختار قدرت متمرکز و یا شکلی از رها شدگی در سبک مدیریتی خانواده و همچنین بروز شخصیتهایی مثل ناجی قربانی سلطگر، منفعل و غیره زمین ساز اعتیاد در خانواده هاست. در واقع خانواده های تک والدی یا همان خانواده های تک سرپرست که به علت طلاق یا مرگ یکی از والدین ایجاد می شود زمینه و بستری دیگر برای آزار جنسی از سوی محارم است همان گونه مصاحبه شوندگان بارها به با آن اشاره شده در سبک زندگی مدرن جوامع کنونی از این نوع خانواده ها بسیار دیده می شود و در جامعه ایران نیز به تبع شرایط جهانی و جامعه جهانی با تکثر این سبک از ها مواجه هستیم منتها آنچه که موجب تفاوت است اینکه نهادهای اجتماعی مکمل و حمایت کننده از این نوع از خانواده ها به دلیل سطح رفاه اجتماعی و سیاستگذاری های اجتماعی در جوامه به نسبت توسعه یافته کارآمدتر و پررنگتر عمل می کند اما جامعه مثل ایران که با مسائل توسعه و چالش های ناشی از نابسامانی های اقتصادی و سبک اقتصاد سیاسی مسلط مواجه است فاقد توان و اراده مدیریتی است در جامعه ای ایران امروز خانواده تک والد و تک بدون هیچ گونه حمایت از سوی نهادهای حمایتی و رفاهی و همچنین در فقدان سیاست گذاری های حمایت کننده اجتماعی با مسائل و چالش های رو به مواجه است از جمله آزار جنسی از سوی مهارم و یا همان تک یا تک والد به فرزند یا آزار جنسی از سوی نزدیکان که مشغله های معیشتی والد امکان کنترل بر روی آنها را محدود می کند. در جامعه ای ایران فقدان قانون مشخص و عدم وجود نهادهای حمایتی از آزار جنسی موجب شده که نه تنها آنان مورد حمایت قرار نگیرند بلکه در صورت افشای تعرض از سوی نهاد خانواده نیز ترد شوند و روندها و فرایندهای ادغام کننده در رابطه با این افراد در جامعه در جریان نیست بلکه بیشتر سویه تردی و حزوی دارد که تشدید کننده ابعاد مسئله است مسئله خانواده آبرو و حیثیت است که به دلیل آن فرد سوی این نهاد ترد می شود. پس فرد آزار دیده ترجیح می دهد که از مکانیزم سکوت استفاده کند و یا به شکل های دیگر از آزار مثل ازدواج کودکان و کودک همسری و ازدواج اجباری تن دهد و یا درگیر آسیبهایی مثل خودفروشی، فرار از منزل و اعتیاد و غیره شود. پس سیاست های مبتنی بر تر سوی خانواده به دلیل حیثیت و آبرو و مبتنی بر این کار مسئله و جامعه ایران به دلیل عدم ساختار حقوقی و مدنی کارآمد و حمایت کننده و مبتنی بر این کار مسئله در مقابل بحث آزار جنسی از سوی مهارم نه تنها در پیشگیری از این آسیب از طریق ادغام و پیوند فرد آزار دیده با اجتماع موثر نبوده بلکه موجب فراوانی و تشدید آسیب ها و مسائل دیگر اجتماعی شدند که توسط این افراد به عنوان مکانیزم ها و رفتارهای دفاعی و اجتنابی در مقابل خانواده و جامعه به کار گرفته شده است خانواده و جامعه ایرانی هر دو در بکارگیری یک مکانیزم در برابر بحث آزار جنسی از سوی محارم اشتراک و آن بکارگیری مکانیزم انکار در همه موقعیت ها و در همه لایه اجتماعی بوده است. خانواده ناآگاه و آموزش ندیده مانند فرد آزار دیده سعی در انکار آزار دارد و از این مکانیزم بهره میگیرد و جهت توجیه و فرافکنی مسئله آزار جنسی توسط یکی از اعضای خودش متوصل به دروغگویی دیوانه و روانی جلوه دادن او و به عبارتی در اینجا مکانیزم قدرتی که خانواده در مورد فرد آزار دیده به کار میگیرد از طریق دیگری سازی و دیوانه جلوه دادن او به کار میافتد این تقسیم بندی های دوتایی و دیگری سازی های ترد و مجازات به جای ادغام و حمایت از فرد آزار دیده اتفاق میافتد در واقع خانواده و جامعه از سه مکانیزم قدرتی مشترک در رابطه با آزار جنسی کودکان بهره می گیرند. انکار، فرافکنی توجیه در خانواده نابسامان امروزی جامعه ایران رابطه مبتنی بر اعتماد صداقت و همدلی وجود ندارد از نتایج مصاحبه ها می توان دریافت که سرمایه های اجتماعی در متن ساختار خانواده و هم در جامعه ضعیف شده علاوه بر آن مکانیزم انکار به شدت در خانواده و جامعه عمل می کند زیرا فضای گفتگو تنگ و مشموم است و مناسبات آن با چالش های از جمله فقدان مهارت گفتگو و نقد پذیری مواجه است داشتن اعتماد و امنیت فرد را به دیگران مهم زندگی پیوند میدهد و موجب احساس تعلق و پیوند عاطفی و اجتماعی او می شود به عبارتی امکان ادغام در گروه اجتماعی اعم از خانواده و سایر گروه ها را فراهم می کند و بالعکس زمانی که این اعتماد و احساس امنیت خدشه و یا تضعیف شود موجب ترد اجتماعی و انزوای فرد نسبت به گروه شده و در نتیجه او نمی تواند از حمایت های عاطفی و پیوند با گروه سود ببرد سرمایه های مثل اعتماد و امنیت با خود همدلی اجتماعی را می آورد و بر پیوند اجتماعی فرد با گروه و جامعه و همچنین انسجام اجتماعی تاثیر گذار است در واقع وسعت شبکه روابط اجتماعی که برآمده از اعتماد اجتماعی فرد از سالهای اولیه زندگی او و متأثر از اعتمادش به دیگری های مهم زندگی یعنی همان افراد خانواده است و میزان پیوند عاطفی و زیستی با آنها نوع بینش و ذهنیت اجتماعی او را تعیین می کند. و از این طریق سبک زندگی او برساخته می شود. روایت ها است که بین سرمایه های اجتماعی مثل اعتماد با پیوند عاطفی فرد رابطه وجود دارد و زمانی که پیوند عاطفی و صمیمیت فرد با دیگری های مهم زندگیش تضعیف شده باشد و افراد دیگر اعتماد می کند و احتمالا از سوی آنها مورد تعرض جنسی قرار می گیرد. در این حالت نظام باور و اعتماد بنیادینش به طبع آن خلع عاطفی مورد آسیب قرار میگیرد و پس از آن نمیتواند در مراحل بعدی زندگی با جهان زیستش روابط مبتنی بر اعتماد و همدلی سازنده برقرار کند روی کردهای جنسیتی در تربیت اجتماعی عامل متمایز کننده آزار جنسی و پیامدهای آن اندک زمانی است که تعبیر خشونت جنسی وارد ادبیات جامعه ایران شده در حالی که تا پیش از آن نه تنها مطرح نبود بلکه تحمل این بعد از خشونت چه در بین افراد روشنفکر و چه در عامه مردم یکی از وظایف جدی زنان محسوب می شد و این تمکین بیچون و چرا خشونت محسوب نمیشد بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان خشونت را امری اکتسابی از دوران کودکی افراد میپندارند متفکرینی چون آدرنو برای که خشونتی که کودک در دوران خردسالی و ناتوانی خود والدین تحمل میکند طی یک جابجایی در بزرگسالی آن را جبران خواهد کرد به نظر او شیوه های فرزندپروری خشک و خشن میتواند به تولید انسانهای سلطهگر و سلطه پذیر بیانجامد این گونه تلقی های جزمی نسبت به زنان و کودکان به عنوان افکار غالب و بسته از نسلی به نسل دیگر راه میابد و وقتی با هیجانات عواطف و باورهایی به عنوان ارزش های مطلق اجین میشود، اشکال مختلف آسیف های اجتماعی مثل قتل ناموسی و کودک را رقم میزند. شاید مهمترین راه حل برای این بیماری مهلک نقد از درون باشد. نقد جدی خشونت، تعصب، ازدواج های تحمیلی، نگرش های بسته، باورهای ازلی و ابدی از درون تیف ها و جوامعی که با این بیماری ها بیشتر از سایر مناطق دست به گریبان هستند تنها نو از میان همین مردم می توانند با نقد و درگیر شدن با این سنت ها و باورهای کهنه فضا را برای پرسشگری آماده سازند تا به تقابل تمام ایار با چنین پیامدهای شومی بپردازند یکسان نبودن فراوانی بیان آزار جنسی از سوی دو جنس و بیشتر بیان شدن تجارب زیسته مبتنی بر آزار از سوی زنان نمایانگر تفاوتها و تبعیضهای تربیتی و جامعه پذیری بر اساس سوگیری ها، روی و کلیشه های جنسیتی است شکل و سطح آزار جنسی متأثر از عامل دیگری نیز می باشد که همان جنسیت افراد است به ای که فراوانی آزار جنسی از سوی مهارم در جنس زن بیشتر از جنس مرد بوده که این امر خود از های جنسیتی نشأت می‌گیرد که شرایط عینی زیستن و سبک زندگی هر دو جنس را به ای متفاوت از هم تحت تاثیر قرار داده است محدودیت هایی که زنان به دلیل جنسیت خود تجربه می کنند مثل محدودیت ها در ارتباط اجتماعی سبب شده بیشتر از سوی مهارم مورد آزار جنسی قرار بگیرند در حالی که مردان به دلیل آزاری هایی که در ارتباط اجتماعی حیثیت جنسیت مردانهشان دارند بیشتر از سوی افراد دورتر و غریبه مورد آزار جنسی قرار گرفتند نتایج بررسی نمایانگر آن است که در مورد جنسیت مرد یکی از عواملی که به جز بحث آبرو مانع افشای آزار توسط او می شود تمسخر از سوی دیگران است که این مورد تنها در مورد مردان می بازدارنده باشد و در ارتباط با بحث جنسیت به عنوان عامل و البته مانع معنا پیدا کند روایت آزار های مرد نمایانگر آن است که روی کرتا و کلیشه های جنسیتی غالب و رایج در جامعه ایران مبنی بر درهمتنیدگی همتنیدگی قدرت و مردانگی و یا غرور و مردانگی در نهاد خود جنس مرد از کودکی و در خلال فرایند جامعه پذیری و تربیت اجتماعی نهادینه شده و ذهن آنها نیز بر مبنای همین باورهای اجتماعی برساخته و استمرار یافته این ارتباط و تاثیر و تاثر فرد و جامعه را به شکل کنش متقابل نشان میدهد قدرت این ذهن برساخته شده به گونه است که حتی زمانی که فرد در جایگاه آزاردیده جنسی قرار میگیرد به دلیل باورهایی که نسبت به جنسیت خود و مردانگی دارد از افشای آزار خودداری می کند و آن را به معنای خدشهدار شدن آن باورها میداند و به همین دلیل انکار یا کتمان می کند. پس جنسیت و باورهای کلیشه‌ای و رایج نسبت به آن عامل دیگری است که در کنار عوامل دیگری که بیان شد آزاردیده را در جایگاه مقصر و گناهکار قرار میدهد نه در جایگاه قربانی آزار در واقع همون طور که در واقع همانطور که بر طبق گفتارها بیان و تحلیل شد چنانچه آزار دیده زن باشد معمولا مورد سرزنش قرار میگیرد و مقصر پنداشته می شود که حتما از سوی او اقواگری و کنش زنانه انجام شده که آزار به دنبال داشته لذا احساس شرم به او تحمیل می شود اما چنانچه آزار دیده مرد باشد معمولا چون واکنش دیگران مبنی بر آن است که آزار را شایسته غرور و قدرت مردانه نمیداند ترجیح قربانی آزار آن می شود که افشاگری نکند تا سبب شرم او نشود گفتارهای بالا نمایانگر آن است که خود شبکه های حمایتی ایجاد کننده احساس شرم در فرد آزار دیده می باشند و نه تنها از او حمایت نمی کنند بلکه احساس شرم را در او ایجاد کرده و او را ترغیب به کنش منفعلانه مبتنی بر سکوت می کنند. گفتارها تاثیر آزار جنسی در کودکی را در دو جنسیت مرد و زن متفاوت نشان می دهد. پسران به دلیل روی کرد مبتنی بر مردانگی و غرور که برساختی اجتماعی است به مراتب احساس گناه بیشتری دارند شاید این احساس گناه دلیلی باشد بر هم جنس گرایی در فرد آزار دیده ی مرد اما آزار دیده ی زن این احساس را به شکل حس تنفر از غیر همجنس خود بروز می دهد. آزار جنسی محصول رضالت چند مرد نیست بلکه امری نظامند مدیریت شده و طبیعی سازی شده است دیر زمانی است که اعمال خشونت خانگی و آزار جنسی روی کودکان به ویژه دختران محور اصلی سایر آسیب های مرتبط با زنان و خانواده محسوب می شود. این خشونت یا از طریق تعرض و تجاوز جنسی مهارم یا در قالب ازدواج زود و کودک همسری عملی می شود اما به دلایل زیر از کمترین فراوانی گزارش برخوردار است یک آزار جنسی تا زمانی که به خشونت فیزیکی منتهی نشود گزارش نمی شود دو آزار جنسی به دلیل تابو بودن و قرار گرفتن در حوزه آبرو و شرمساری عموما گزارش نمی شود سه تعریف دقیق و شفاهی از آزار جنسی در قوانین حقوقی و کیفری ایران به دست داده نشده است چهار باورهای فرهنگی رایج بسیاری از ها را در حیطه روابط عادی و معمول با سریف می کند و پنج سلطه فرهنگ مرد سالاری و عدم استقلال اقتصادی مانع افشای آزار می شود. پیامدهای های برساخت ذهن و احساسات آزار دیده جنسی به مسابه گناهکار در افراد آزار دیده نه تنها هویت مستقل توان رشد نمییابد بلکه حس امنیت و اعتماد نسبت به جهان زیستهشان هم دچار اختلال می در واقع آزار جنسی از سوی افراد خانواده و نزدیکان از طریق تضعیف سرمایه های اجتماعی و روابط اجتماعی سازنده و مبتنی بر استقلال هویتی بر شرایط و روند توسعه یک جامعه به مانند جامعه ایران تحصیل گذار و تعیین کننده خواهد بود. آزار دیدگی در دوره کودکی و دوره نوجوانی موجب سرکوب پدیده کودکی و نوجوانی شده و در این مراحل سنی که فی نفس خلاقیت و آزادگی وجود دارد تجربه آزار احساسی از استثمار و ناتوانی را در فرد ایجاد می کند. ذهن برساخته شده کودک و نوجوان آزار دیده این احساس بیقدرتی برآمده از تجربه زیستش را نهادی نمی کند و به شکل عزت نفس پایین و احساسات منفی مثل حقارت و بیارزشی در هویت خود نمود می دهد. این هویت برساخته شده مراحل بعدی زندگی فرد یعنی روابطش با دیگران شامل روابط نامتعارف و, و یا انزوا و جهان زیستش را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارتی پیوند و تعلق اجتماعی فرد با اجتماع و دیگران را به گونه دیگر برمیسازد در اصل این احساس ناتوانی و بی‌قدرتی در تمام اشکال آزار جنسی در فرد ایجاد می‌شود و منتهای دامنه و شدت و آشار و پیامدهای آن در هر یک از این اشکال می‌تواند متفاوت باشد از توی دیگر عدم مرزبندی شفاف بین دوره کودکی با دوره نوجوانی خود موجب به وجود آمدن مسائل و مشکلات و همچنین بروز ابعاد تازه‌ای در مسئله آزار جنسی زنای با است زیرا پدیده کودکی به لحاظ ماهیتی و ساختاری از پدیده نوجوانی متفاوت است و یکسان انگاری این دو موجب می شود که سیاست های مواجهه با اینها در ارتباط به حوزه آزار جنسی از سوی مهارم نیز یکی انگاشته شود و حاصلی جز تشدید مسئله و بروز ابعاد تازه آن نخواهد داشت فرد در سن کودکی و زمانی که هنوز با فضای روابط جنسی آشنا نیست و آموزشی ندیده حتی اسوات حاصل از این روابط را نمیشناسد و به نظرش عجیب و نامفهوم جلوه میکند تصویری از روابط جنسی به مسابه واقعیت در ذهنش ساخته می شود که این تصویر برساخته ساخته تجربه زیسته کودکی اوست. این برساخته ذهنی با واقعیت روابط جنسی که بعدها در مراحل رشد و روند جامعه پذیری توسط نهادها به او معرفی می شود یا آنچه که به مصابه روابط جنسی به هنجار و متعارف از فرهنگ جامعه چون ایران شناخته می شود تضاد دارد و به نوعی دستکاری شده. این تضاد می تواند تبعات بسیاری داشته باشد که بخشی از آن را می توان به تناقضات درونی فرد در تقسیم بندی های دوتایی جامعه مثل فرد نرمال نابهنجار، سالم و منحرف جنسی، همجنسخا و غیر همجنسخا و غیره ارجا این دست بندی های دوتایی که در آنها فرد حامل برچسبایی چون نابهنجار، منحرف، همجنس ها و غیره به مشابه فردی است که دارای روابط و فانتزی های نامتعارف جنسی از نظر جامعه و فرهنگ است و به عنوان مکانیزم رهایی عمل می کنند که از طریق آنها فرایند ترد صورت میپذیرد و فضای حیات اجتماعی را برای ادغام و پیوند این افراد محدود می کند. امروز روانپزشکان و روانشناسان حوزه سکس تراپی و خانواده می توانند تعدد و فراوانی های این افراد را که به واسطه گفتمان پزشکی بیمار قلمداد می شوند به ما بگویند. در روابط زناشویی نیز مطالبه افراد بر اساس این برساخت های ذهنی در قالب فانتزی های جنسی نمود می‌یابد. نتیجه چنین تصوری جز غیر عادی دیدن نیازها و بروز چالش در روابط زناشویی نخواهد بود که این نیز در حوزه آسیب شناسی خانواده قابل پیگیری و بررسی است. در اینجا چرخه ای را می توان مشاهده کرد که در گردونه آن هر آنچه توسط جامعه و در فضای جامعه پذیری معیوب و ناکارآمد برساخته ساخته می شود در زمان دیگری توسط همان جامعه مورد برشسب زنی و مجازات قرار می گیرد و از آنجایی که دانش نیز جهت مشروعیت بخشی این تقسیم بندی های دوتایی جامعه به کمک قدرت میآید این چرخه قدرت دانش استمرار می آزار جنسی در کودکانش سوی مهارم می تواند ایجاد کننده و تشدید کننده تمایلات همجنس گرایانه افراد آزار دیده در مراحل بعدی زندگیشان و بالاخص در دوران پشت از نوجوانی باشد. در روند جامعه پذیری افراد بالاخص در دوران کودکی و نوجوانی که ذهن از طریق یادگیری اجتماعی شکل می گیرد و نیازها و احساسات بر ساخته روند اجتماعی شدن فرد هستند این گرایشات و تمایلات می تواند در فرد ایجاد و گسترش یابد همچنین در مراحل بعدی زندگی نوع و سبک ارتباطات و زندگی فردی و اجتماعی او را جهت دهد گذشته از این جرم درون خانوادگی دسترسی آسان و راحت به آزار دیده فقدان نظارت و تسلط راحت آزارگر بر آزار دیده فقدان توانایی مقابله کودک یا نوجوان آزار دیده در مواجهه با آزارگر وابستگی اقتصادی و عاطفی آزار دیده به آزارگر و غیره موجب تشدید دامنه آسیبهای این جرم می شود. آزار جنسی از روی پدر که در تکامل یک بعد مهم از وجود هر انسانی فارغ از جنسیت نقش بی بدیلی ایفا می کند یعنی بعد مسئولیت پذیری و امنیت موجب می شود که کودک پس از تجربه آزارش پدر نسبت به جهان زیستش اعتماد و احساس امنیت نداشته باشد. به عبارت دیگر سرمایه های اجتماعی مثل اعتماد و امنیت در فضای زیست اجتماعی این فرد کمرنگ و ناکارآمد می شود. از طریق مشاهده روابط جنسی در کودکان آنها تجربیاتی کسب می کنند و از آنجایی که کودک در کاگاهی از روابط جنسی ندارد وقتی به دفعات شاهد روابط جنسی پدر و مادر باشد تصویری که از این روابط در ذهن او شکل می گیرد برساخته می شود که بیشتر درگیر تجربه کردن این رابطه و یا در مواردی انزجار از آن است که در هر دو صورت آثار و پیامدهای مخربی برایش دارد از جمله این پیامدها اعتیاد به روابط جنسی و مجوز دادن به تعدد روابط در قالب آزار جنسی است در کودکان عادی آنچه تعیین کننده ویژگی های شخصیتی و اجتماعی آنهاست که زمین ساز مورد آزار قرار گرفتن آنان می شود بر سبک های فرزند پروری و جامعه است که طی فرایند رشد در سبک زندگی خود و در ارتباط با خانواده و جامعه ای که در آن قرار گرفتند تجربه کردند. به ای که در سبک فرزند پروری درگیر و رها شده خانواده در ساختار و کارکردهایش متعادل نیست و همچنین در جامعه پذیری ناکارآمد است. لذا احتمال دارد کودکان با ویژگی های شخصیتی آسیبی همچون اعتماد به نفس و عزت نفس پایین و احساسات منفی مثل خشم و ترس بارایند که آنها را مستعد تجربه آزار از سوی دیگران بلخش دیگران نزدیک می کند. چرا که به دلیل ضعف اعتماد به نفس و فقدان مهارت و جسارت پاسخ مناسبی جهت ممانعت از این آزار نخواهد داشت در روایت ها تمایز در ویژگی های کودک به مشابه زمینه و عاملی برای آزار جنسی او از سوی نزدیکان معرفی می شود. این تمایز می تواند مانع از ادغام و همرنگی فرد در گروه خانواده و گروه های اجتماعی دیگری باشد که کودک با آنها در ارتباطش تو و عاملی برای دیده شدن بیشتر او باشد که از طبعات مخرب این دیده شدن میتواند آزار جنسی باشد که در روایت تجربه های آزار به آن اشاره شد البته از دقت در گفتارها چون این برمی آید که در عین حال این تمایزات در خود فرد هم نهادینه شده به گونه ای که مرتب آنها را ابراز می کند و جزو باورهایش می باشد. این باور مبتنی بر تمایز میتواند در برخی از مواقع مانع ادغام فرد در گروه ها و مهارت های آموزشی از طریق زیستن و تجربه گروهی باشد که این خود عاملی برای تن دادن به آزار و عدم دفاع از خود در مقابل آزارگر باشد زیرا او به مهارت مجهز نیست که در خلال تعامل با گروه و همسالان و از طریق آنها می توانست کشف کند در گفتارها به کودکانی اشاره شد که فقدان مهارت گفتاری و ارتباطی مناسب از ویژگی های آنهاست. این فقدان مهارت زمینه مشاهد برای انتخاب آنها توسط کارگزاران جنسی است. از طرف کودکانی که متعلق به خانواده های نابسامان هستند که مسائل ساختاری و کارکردی دارند، بیشتر در معرض آزار جنسی هستند و هر دوی این ویژگی ها احتمال مقاومت در برابر درخواست آزارگر را پایین می آورد و در نتیجه آزارگر پس از آزار با مخاطره و ریسک پایین مواجه خواهد شد. کودکان افغانستانی از این جهت بیشتر مورد آزار جنسی بودند چرا که حمایت های اجتماعی از آنان در جامعه ایران بسیار ضعیف است و حتی در سطح مسائل هویتی آنان مورد حمایت نمی باشند و از تمامی حقوق شهروندی محرومند این عدم حمایت اجتماعی و فقدان سیاست گذاری های اجتماعی در مورد این گروه اجتماعی که جمعیت قابل توجهی را در ایران به خود اختصاص دادهاند از مواردی است که حجم آزار جنسی کودکان را در این گروه از جامعه ایران بالا برده در واقع افغانستانی ها به مسابقه شهروند در جامعه ایران جایی ندارند تا از حداقل حقوق شهروندی و انسانی برخوردار باشند و این فضای تعرض را به کودکان آنان مساعدتر می کند. های مربوط به کودکان آسیبپذیر مثل کودکان کرولال یا معلول در همه جوامع وجود دارند و مختص جامعه خاص نیست. اما برخورد با این گروه از کودکان در کشورهای مختلف بر اساس سطح توسعه و وضعیت اجتماعی و اقتصادی هر جامعه متفاوت است در جامعه ای مثل ایران که امروزه با مسائل توسعه‌ای درگیر است و از وضعیت نابسامان آشفته اقتصادی و اجتماعی رنج می‌کشد، گروه‌های خاص اجتماعی از جمله معلولین ذهنی و جسمی مورد حمایت مناسب نیستند. هم از لحاظ امکانات زندگی و فیزیک محیطی و هم از لحاظ برخورد اجتماعی و فرهنگی. از جهتی دیگر، سطح آگاهی عمومی هم در جامعه نسبت به این گروه‌ها پایین است. کودکان این گروه های خاص اجتماعی مانند کودکان افغانستانی از حمایت اجتماعی و سیاست های اجتماعی مراقبت کننده بی بحرند و این خود عاملی است که آزارگران بیشتر انتخابشان این کودکان باشد زیرا با انتخاب این کودکان برای آزار و سوء استفاده جنسی تبعات بعدی و ریسک و مخاطره کمتری را به دلیل عدم حمایت این گروه از کودکان از سوی جامعه متحمل خواهند شد عرصه عینی جامعه موجب شده تا این کودکان در درون خود نیز احساس ترس و ضعف داشته باشند زیرا این عدم حمایت بیرونی را نهادینه کرده و از عزت نفس پایینتر و ترسهای بیشتری به لحاظ های شخصیتی برخوردارند به همین دلیل در مقابل آزارگران مجهز به مهارتهای لازم برای دفاع و ممانعت از آزار نیستند در واقع دو گروه کودک افغانستانی و کودک معلول هم معلول جسمی و هم ذهنی هر دو به دلایل مطرح شده از سوی جامعه ترد شدند و از آنجایی که ادغامی در گروه های اجتماعی و حمایتی ندارند همواره مورد آزارند در موارد این دو گروه کودکان به دلیل مسائلی که دارند در نظر خانواده نیز مطرود و منفور هستند و خانواده ایرانی به دلیل عدم حمایت جامعه و نهادهای اجتماعی از این گروه کودکان خسته و وامانده است و به همین دلیل ناخواسته اقدام به آزار آنها می کند. قابل ذکر است که چنانچه کودکان عادی که مورد آزار قرار گرفتهاند به لحاظ ویژگی شخصیتی و روانشناختی و همچنین مهارت و احساسات مورد تحلیل و رصد قرار گیرند آنها نیز دارای ضعف در مهارتها مثل مهارت نگفتن و تفکر انتقادی و ویژگی های شخصیتی ناکارآمد مثل عزت نفس پایین ضد اجتماعی بودن و انزوا طلبی و همچنین احساسات منفی مثل خشم و ترس و گناه یا شرم هستند که میتواند زمینه ساز آزار جنسی البته در کنار ویژگی های فرد آزارگر باشد و به آزار دامن بزند و موجبات تداوم آن را فراهم کند این ویژگی ها فقدان مهارت ها و احساسات منفی ریشه در حیات اجتماعی و بنیان های جامعه دارد یکی از مهمترین تخریب ها و تبعات آزار جنسی کودکان تثبیت آنان به لحاظ روانی اجتماعی و بعد ذهنی در همان سن و موقعیتی است که مورد آزار قرار گرفتند به گونه ای که رشدشان در همان بازه زمانی متوقف شده است گفتارها نمایانگر آن است که برخی از احساسات که اغلب کودکان آزار دیده تجربه می کنند عبارتند از احساس گناه و تقصیر، شرم، سرزنش و به عبارتی در موقعیت های عذاب وجدان قرار دارند. آزار در بازی تقصیر و گناهکاری می رود و روش های اخلاقی بر آن مسلط می شود و آزار به گناهکاری و تقصیر تغییر ماهیت می دهد و در واقع این احساس گناهکاری و تقصیر از بیرون یعنی جامعه به تدریج متوجه درون و نهاد فرد آزار دیده می شود و در نتیجه آن جایگاه فرد آزار دیده که به مشابه قربانی است به گناهکار تغییر می کند. احساسی تو هم با تنفر و دلسوزی نسبت به آزارگران در کنار احساس ترس و خشمی که در آنان وجود داشته در کودک آزار دیده ایجاد می شود. شرم احساس کسی است که به خود به عنوان انسان نوعی احترام می گذارد. شرم هیچ نسبتی با تحقیر و پست و ناچیز شمردن خود ندارد. شرمنده شدن معنای آگاهی به پستی و حقارت خود نیست، بلکه به معنای وقوف به این امر است که چیزی ناشایست و تحقیرآمیز که ما را به انجام عمل معیوب و نادرست سوق می‌دهد، در ما وجود دارد که باید آن را بزداییم. از این منظر تلاش برای این کار خود بی و حقیر دانستن خود بیزاری از خود و بی به خود در واقع تلاش برای حذف حس شرم در زندگی است در فرهنگ سنتی شرم را با سه مفهوم میشناسند در فرهنگ دینی با مفهوم گناه در فرهنگ عرفانی با مفهوم حیا و در فرهنگ عرفی با مفهوم خجلت و شرمساری بچه مشترک این نوع احساس شرم در این است که این عامل خارجی است که به سنجش کردار ما اقدام می کند و مبتنی بر قضاوتی است که به ما می قبولاند ما را یا به احساس گناه یا حیا و یا خجالت و شرم ساری سوق می دهد. اما در فرهنگ نوین شرم به گونه ای تعریف می شود که خود فرد عامل درجه اول سنجش کردارهای خیش و قضاوت در مورد آنهاست. بر این اساس تعریف مارکس از شرم مناسب است که میگوید شرم نوعی خشم به خویشتن است. در این تعریف خود فرد است که کردارهایش را تحلیل می کند و اگر در آنها کمبود یا ضعف و یا بروز خشایل منفیش را بیابد به خودش خشم می گیرد. این خشم به خود یعنی شرم برای اینکه انسان بکوشد خودش را اصلاح کند. شرم عنصر اصلی و کلیدی سیستم دفاعی روان انسان است که با پرسشگری از کل شخصیت خود در هر مرحله مواجهه او با چنین خشایشی کل ارزیابی موجود در روان فرد را برای نقد و رفع این خشایل و بنابر این رفع محدودیت و بیکفایتی عمل فرد در جامعه آماده می کند. در گفتارها کتمان و انکار آزار به مشابه استراتژی دفاع از خود در آزار دیده دیده شده که از ترس او نشأت میگیرد همانطور که اشاره شد این ترس نیز ریشه در احساس گناه و تقصیری دارد که از فضای بیرون آزار دیده متوجه درون و نهاد اوست که تحت تاثیر آن از جایگاه قربانی به مقصر تغییر ماهیت میدهد از گفتارهای بالا می توان استنباط کرد که دفاع از دیگری برای فرد آزار دیده ارجحیت بیشتری نسبت به دفاع از خود دارد و این امر معید آن است که به لحاظ درونی و روانی فرد آزار دیده خود را به مشابه قربانی و گناهکار پذیرفته و آن را نهادینه نموده که به طبعش تلاشی برای دفاع از خود نکرده و در مقابل برای دیگری و متوقف کردن آزار می جنگد. در اینجا ازدواج در حکم پیوند دراماتیک نیست بلکه برای آزار دیده، تغییر ماهیت و کارکرد داده و به عنوان مکانیزم فرار از ترد شدن با هدف متوقف کردن آزار است. گفتارها در تایید آن است که احساس گناه و تقصیر به تدریج از بیرون یعنی خانواده و جامعه به درون نهاد و روانه فرد آزار دیده وارد شده به گونه ای که مادر و پدر همواره به خاطر آزار جنسی او در کودکی او را مقصر و گناهکار میدانستند که مسبب احساس ننگ و شرم آنها بوده تا اینکه پس از گذشت مدتی در فرد آزار دیده نیز همین باور نهادی نمی شود که او مقصر آزار است از که از سمت دیگری بر او روا شده و این احساس تقصیر درونی و ذهنی که بدین شکل برساخته شده موجب شکل گیری کنشی می شود که مبتنی بر استراتژی ازدواج اجباری و فرارش خانه است. در واقع نه تنها نهاد خانواده و جامعه در ایران در نقش حمایت کننده و یا حامی آزار دیده نیستند، بلکه با انگزنی تبعات، ابعاد و پیامدهای آزار را برای او گستردهتر و عمیق تر می کنند و از این طریق که او را به عقد و رابطه دائمی با فرد آزار دیده در می‌آورند، تداعی تجربه آزار را همواره و توأم با تمام لحظه های زیستن او رقم میزنند. در واقع طبق تحلیل هایی که تاکنون شده این زمینه اجتماعی در قالب نهادها و فضای عمومی جامعه از طریق کشکار یا بیکارکردی هایشان موجب سازوکارهای کارهای آزار شده اند و همین زمینه اجتماعی پس از رخداد آزار نیز جهت تداوم و یا پیامدهای مخرب آن بار دیگر و در موقعیتی دیگر نقش آفرینی می کند. اینجاست که گافمن معتقد است بی سازی اجتماعی منجر به بی سازی خود می شود. افرادی که توسط دیگران به ویژه توسط کارزار قدرتمند کنترل اجتماعی به عنوان منحرف طبقه بندی می شوند به جایی می رسند که خودشان را منحرف می بینند. پذیرش هویت منحرف بدین خاطر رخ می دهد که افراد برچسب خورده نظرات دیگران راجب خود را می گیرند و خود را همان گونه تعریف می کنند که دیگران تعریف کردند. که در نهایت سبب شکلگیری و تثبیت یک هویت جدید شده و پیامدهای عاطفی شناختی و رفتاری به دنبال خواهد آورد که این فرایند به وضوح در روایت آزار دیدگان نیز مشهود است افراد انگ خورده ممکن است به انواع راهبردهای مقابله ای روی بیاورند و به سه طریق به مدیریت داغ بپردازند یک انکار داغ و تلاش برای کتمانی صفت بیاعتبار کننده با هدف مورد پذیرش قرار گرفتن به عنوان یک فرد عادی و بهنجار. به دو لاپوشونی و تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن داغ و نه انکار وجود آن سه انزوا و عزلت به دنبال آشکار شدن آگاهانه داغ و اجتناب از ارتباط اجتماعی با افراد به انتخاب هر یک از این راهبردها تا حدود زیادی به نوع داغ بستگی دارد بدین معنی که وظیفه اصلی فرد بیاعتبار شده مدیریت تنش و استرس ناشی از آشکار شدن داغ است در حالی که برای فرد در معرض بیاعتباری مسئله اصلی مدیریت اطلاعات و مخفی نگه داشتن داغ می باشد که کاربرد هر سه برد در بیان قربانیان آزار جنسی است. اگر کودک در فرایند رشد خود آموزش های لازم را از طریق خانواده و سایر نهادهای زیربط جامعه دریافت کند، قادر خواهد بود در برابر انگزنی و استیگمای ناشی از آن حداکثر مقاومت را داشته باشد. تجربیات بیان شده نماینگر آن است که به دلیل مسائل ساختاری و کارکردی که نهادهای جامعه پذیری و حمایت کننده در جامعه ایران دارند از جمله نهاد خانواده و نهاد بهزیستی و سایر نهادها و سازمانها آزار جنسی کودک به جای آنکه مورد درمان پیشگیری و تعدیل قرار گیرد از طریق سیاستگذاریها در سطوح مختلف و از طریق برنامههای تنظیم شده در ابعاد زمانی به طور سیستماتیک بستر سایر ها و مسائل اجتماعی دیگر از جمله فرار دختران از خانه و ازدواج اجباری را فراهم می‌کند یا تشدید کننده آنان است. دیدگاه فروید دلایل روانشناختی کنش مبتنی بر پوشش را از سوی آزار دیده به مسابقه یک استراتژی دفاع از آزار بیان و تحلیل می کند اما از منظر جامعه شناختی در جامعه ایران که جامعه دینی و ایدئولوژیک محسوب می شود نگاه مسلط قی معاب بر تمامی حوزه ها و عرصه های ساختار و نظام اجتماعی و سپر فردی مردم مسلط است و بر اساس این گفتمان به هنجارهایی که به آنها مشروعیت می دهد، پوشش مبنی بر محافظت، مراقبت و آلوده نشدن به گناه دستاویز هر گونه سلطه قرار داده شده است. در افراد جامعه، به ویژه کودکان که در مرحله جامعه پذیری و رشد هستند، این هنجارها به گونه نهادینه شده که جهت جلوگیری از آزار یا در مواردی توجیه آن، از این هنجارهای درونی شده با هدف مشروعیت بخشی بهره میگیرند. این معید ساخته شدن ذهن کنشگران اجتماعی متأثر از گفتمانهای غالب بر جامعه است. اما آنچه مشهود است معمولا پوشاندن و مخفی نگه داشتن به مشابه سرکوب موجب تحریک و برانگیختن است که به لحاظ تاریخی تجربه جوامع آن را به اثبات رسانده است پروازه هست زمانی که فرد آزاردیده جنسی از سوی خانواده و جامعه مورد حمایت قرار نگیرد اجبار به کنشهایی دارد که به مسائل آسیبهای های اجتماعی همان جامعه دامن میزند و از این روند به مسابقه یک چرخه معیوب و ناکارآمد امتداد یابد یکی از این کنشها فرار از خانه است که در عین اینکه مسئله فرار از خانه دختران را تشدید می‌کند، آسیب روسپیگری را نیز به دنبال دارد. پس می‌توان آزار جنسی کودکان را به مسابه یک مسئله آسیب ای دانست. چنانچه جامعه مانند جامعه ایران جهت پیشگیری و تعدیل آن سیاست گذاری و تدابیر مناسبی نیندیشد خود بستری برای ایجاد و تشدید سایر مسائل و عصیبهای اجتماعی خواهد بود که به امر توسعه نیافتگی جامعه دامن خواهد زد. فرد آزار دیده همزمان چندین احساس منفی را به صورت تلفیقی در حال تجربه کردن است احساس حقارت احساس مورد تمشخور قرار گرفتن و از همه مهمتر و مخربتر احساس بیقدرتی و ناتوانی که موجب کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس او در مراحل بعدی زندگیش می شود. البته بحث تضعیف سرمایه های اجتماعی مثل امنیت اعتماد و همدلی را نیز در ارتباط با جهان زیست اجتماعیش در او به دنبال خواهد داشت زیرا از سوی دیگران مهم زندگیش که مادر، خواهر و پدر بودند، عدم امنیت، بیاعتمادی و فقدان همدلی را تجربه کرده است. استراتژی خواهش و التماس می تواند احساس حقارت، کم ارزشی، ناتوانی و بیقدرتی را در شکل پررنگی در فرد آزاردیده تشدید و نهادینه کند. در واقع سه احساس پررنگ در فرد آزاردیده موجب پیشگی آزار می شود که این سه احساس مهم و کلیدی عبارتند از احساس گناه، احساس ترس که ابعاد آن عبارتند از ترس از بیآبرویی که معمولا طبعات مجازات و محرومیت از مزایای اجتماعی دارد ترس از برچسب خوردن ترس از سرزنش شدن و شایع پراکنی و غیره و احساس شرم هر یک از این احساسات ابعاد گوناگونی دارد در ناخودآگاه فرد طبعات افشای آزار جنسی ثبت شده که عبارتند از مجازات محرومیت برچسب خوردن سرزنش شدن شایع پراکنی و غیره و تمامی این طبعات نمایانگر آن است که آزار دیده از سوی خانواده و جامعه بیشتر از اینکه در جایگاه قربانی نگاه شود در موقعیت مقشر و گناهکار دیده می شود. به دلیل تمامی موارد ذکر شده و در نهایت آزار جنسی موجب کنش مبتنی بر انکار و مخفیکاری در افراد آزار دیده می شود. لذا همچون سایر پدیده های اجتماعی مرتبط با حوزه زنان در اینجا نیز کشف و باورهای نادرستی وجود دارد که نیازمند بازنگری و اصلاح است. مجازات های غیر رسمی در حوزه آزاردیدگان جنسی از این منظر نقش مهمتری دارد که مجریان آن عامه مردم و طیف گسترده هستند که از طریق مختلف در موقعیت های گوناگون و در هر زمان بر علیه فرد عمل می کنند. حتی در صورت حضور نداشتن مردم و تنهایی فرد این گونه مجازات ها از طریق خود او و توسط وجدانش بر او تسلط دارد زیرا که هنجارها و قضاوت های دیگران در خود فرد درونی شده و همواره نگرشی که دیگران نسبت به او و عمل کردش داشته اند جزی از باورهای فرد شده پس قدرت مجازات های غیر رسمی فراتر از مجازات های رسمی است این گفتارها نشان میدهد که فرد آزار دیده جنسی با وقوف به اینکه در ذهنیت اجتماع یعنی خانواده و جامعه جایگاه قربانی ندارد پس جهت پیشگیری از مجازات و ترد شدن از سوی آنها مبادرت به کتمان یا انکار آزار به دلیل بیآبرو نشدن در منظر افکار عمومی می کند. به عبارتی آزار به مسابه گناه تقصیر جرم بیآبرویی طبعات و پیامدهایش مجازات و تردهایی از سوی خانواده و جامعه دارد و جهت پیشگیری از تبعات و پیامدها فرد کنشی مبتنی بر انکار و کتمان را از خود بروز میدهد جایگاه فرد آزار دیده از قربانی به مقصر و مجرم تغییر می کند و حمایت جای خود را به سرزنش مجازات و ترد می دهد. در واقع کودکانی که از سمت مهارم بالاخص والدین مورد آزار جنسی قرار می گیرند در بزرگسالی و مراحل بعدی زندگی به لحاظ روانی و درونی دچار تناقضات و تضادهایی خواهند شد که از نظر احساس امنیت و اعتماد با دنیای اجتماعی و جهان زیسته اطرافشان دچار مسائل و مشکلات ارتباطی خواهند شد گفتارهای بالا نمایانگر آن است که علاوه بر تناقضات درونی و مختل شدن سیستم اعتماد در فضای ارتباطات اجتماعی، فرد آزار دیده دچار احساسات ضد اجتماعی شده و به تبع آن کنشهای مبتنی بر انزوا طلبی و دوری گزینی از دیگران را انتخاب می کند. البته گفتارها گواهی می دهد که برخی از این کودکان کنش مبتنی بر سرکشی و خشونت های افراطی و ناسازگاری با محیط و دیگران را نیز از خود نشان می دهند. پس هر چه آزار جنسی از مهارم در کودکی بیشتر شود و فراوانی یا بد ما شاهده افرادی خواهیم بود که ضد اجتماعی بوده و نمی توانند کنش های سازنده پویا و فعالی با جهان اجتماعی خود داشته باشند و در واقع سرمایه های اجتماعی اعم از صداقت اعتماد و همدلی که برای رشد و توسعه جامعه در تمامی ابعاد و حیات آن ضروری است تضعیف می شود. کودکانی که مورد تعرض جنسی بالاخره از سوی محارم قرار میگیرند احتمالا یا به شکل افراطی و نامتعادل دغدغه دیده شدن پیدا می کنند که معمولا آنهایی هستند که کنش های ناسازگار و مبنی بر تقیان و سرکشی و خشونت های افراطی از خود بروز می دهند. و یا سعی می کنند دیده نشوند که معمولا آنهایی هستند که گوشگیر و انزوا طلب می شوند. به هر ترتیب تعادل کنشی در این افراد کاهش می تا جایی که توان انجام کنشهای متعادل و سازنده با جهان زیست خود را از دست می دهند. مشکلات منبعث از آزار جنسی دوران کودکی روابط زن و را نیز مختل می کند. احساس تجاوز و تعرض در حین انجام عمل جنسی با شریک عاطفی از تجربه های زیسته قربانیان است. همچنین این افراد فاقد مهارت نگفتن در ارتباطات اجتماعی خود هستند. از مشکلات دیگر بقای حراس هنجاری است. همان مکانیزمی که موجب راستپیشگی آزار جنسی در کودکی فرد شده، یعنی بحث آبرو و هنجارهای قالبی عرفی که در مراحل بعدی نیز باعث استمرار آزار او شده و به شکلهای دیگری زندگی فردی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار میدهد به گونه ای که به دلیل حفظ حیثیت و آبروی اجتماعی اجبار دارد که بقیه سالهای زندگی خود را در کنار فردی که به او احساسی ندارد سپری کند و به شکلهای دیگر و البته مشروعیت یافته از طریق ازدواج به مشابه قرارداد اجتماعی تن و این تعرض و تجاوز دهد. یکی دیگر از پیامدهای آزار جنسی کودکان توسط مهارم ازدواج اجباری است که معمولا به شکل کودک همسری ایام می شود و دیگری طلاق است که معمولا پس از ازدواج های اجباری رخ می دهد پس روی کار نامناسب خانواده و جامعه نسبت به این نوع آزارها نه تنها از وقوع آن پیشگیری نمی کند بلکه موجب می شود آشیب و مسائل دیگری نیز در پی آنها ایجاد شود و خانواده و جامعه درگیر شده و هزینه آنها به شکل‌های مختلف افزایش یافته و در یک چرخه معیوب و باطل گیر کنند. از این رو به دلیل ترس از آبرو و ترد شدن در بسیاری از مواقع امکان ازدواج نیز غیر ممکن یا محدود می شود. مضاف بر اینها به نظر می رسد در فرد آزار دیده احساس استیصال و بیقدرتی پررنگ می شود که احتمالا متأثر از حس و حقارت است. بدبینی نسبت به جنسیتی که فرد از سوی او مورد آزار قرار گرفته همواره با او می باشد. این بدبینی به حدی افراطی است که همه افراد همجنس با آزارگر به مسابه متجاوز و آزارگر تصویر میشوند و این چنین است که روابط و ارتباطات اجتماعی فرد آزار دیده با آنها دچار اختلال و نارسایی می شود. مسلما آزار جنسی در کودکی بر تعبیر فرد از لذت جنسی و تعدد روابط جنسی تاثیر میگذارد و همین که اگر این آزارش از سوی همجنس بوده امکان دارد بر گرایشات همجنس گرایانه فرد تاثیر بگذارد و در مراحل بعدی زندگی تعیین کننده باشد آزار جنسی کودکان می تواند عاملی برای بلوغ زودرس آنان نیز باشد که در نهایت تعداد روابط جنسی و اعتیاد به روابط جنسی را در آنها رقم میزند. اعتیاد به روابط جنسی آثار روانی و اجتماعی مخرب و متعددی برای فرد به همراه دارد که بر روابط اجتماعی او و همچنین بر معقوله شغل و کلا سبک زندگی و حیات اجتماعی فرد تاثیر و پیامدهای جبران ناپذیر و مخربی خواهد داشت این مسئله به مانند هر اعتیاد دیگری پیش رونده و اوت کننده است و امکان دارد تا پایان عمر فرد زندگی او را سخت تاثیر قرار دهد و به طرق مختلف درگیر کند. نگرش فرد آزار دیده نسبت به خود منفی بوده و خود را فردی گناهکار و ناپاک تصور می کند که مستحق خوبی نیست و احساس خود کمبینی کم ارزشی و حقارت نیز احتمالا از همین جا نشأت میگیرد بلوغ زودرس در افراد آزار دیده توان با فقدان مهارت نگفتن و احساس وابستگی است یا اینها به عنوان پیامدها و طبعات آزار درون مود پیدا میکند احساس وابستگی که می تواند بنیاد احساسی فرد را مختل کند و روابط او با دیگران را به گونه چسبنده برسازد، موجب عدم تعادل روابط او با دیگران در زندگی اجتماعی شده، همچنین فرصت روابط مبتنی بر عشق سازنده را از او سلب می کند. بلوغ زودرس موجب می شود که فرد وارد روابط با گروه دوستانی شود که همسالان او نیستند و از طریق این تعامل با تجربیاتی آشنا شود یا موقعیت هایی را تجربه کند که با سن واقعی او همخانی ندارد. و او از این رو درگیر آسیب و مسائلی شود پیامد عضویت در این گروه ها برای فرد آزار ای که بلوغ زودرس داشته می تواند گرایش به اعتیاد و مصرف مواد و الکل اعتیادهای جنسی و روسپیگری و هم جنس گرایی و سایر بزه ها و مسائل دیگر باشد کودکی که مورد آزارش از سوی مادر و ناپدری خود است چون در جامعه ای زندگی می کند که هیچ جهتی مورد حمایت از سوی نهادهای اجتماعی نیست و هیچ سیاست گذاری اجتماعی توسط جامعه برای تغییر سبک زندگی او تدوین نشده در نهایت به سمت اعمال غیرقانونی سوق داده می شود و احتمالا از کانون اصلاح و تربیت به مسابقه زندان کودکان سر در می آورد. از طرفی محله هایی در همین جامعه ایران وجود دارند که از طریق ترغیب کودکان به بسران، پسران به دعوا و خودنمایی و قلدر معابی سعی در تفریح از طریق تمسخر دارند قافل از اینکه احساس غرور کاذب تو با احساس حقارت و تضادهای درونی و ذهنی که از تجربه موقعیت های آسیب در او حاصل شده زمینه را برای گرایش به مسائل و آسیبهای اجتماعی دیگر مساعد کرده و گاهی کل زندگی اجتماعی فرد را در زمان حیاتش تحت شعا قرار می احساس تمایز و تمایل به خود ارزایی در کودکان آزاردیده جنسی هم از موارد مشهود است. احساس تمایز می تواند مانعی برای برقراری روابط اجتماعی سازنده باشد و خودارزایی می تواند باب رفتارهای پرخطر جنسی را برای فرد آزاردیده باز کند. کمترین پیامد این رفتار احساس گناه همراه با عذاب وجدان و سرزنش فرد توسط خودش و در نهایت توسل به نیروهای ماورایی جهت کسب مغفرت و آمرزش گناهان است. داشتن نگاه شیع انگارانه و کالایی نسبت به خود در فرد آزار دیده جنسی گاهی مواقع سبب دستکاری بدن جهت جلب رضایت دیگری یا دیگران است که از این طریق مکانیزم کنترلگری نسبت به خود را نیز قوام بخشد. تمایل فرد آزار دیده جنسی به بازیگر یا خواننده شدن نمایانگر آن است که این کودکان درگیر دیده شدن هستند این درگیری ذهنی احتمالا از احساس حقارت کم ارزشی و بیقدرتی درونی ناشی می شود که بسترش تجربه آزاردیدگی جنسی است که در کودکی اتفاق افتاده. آزار جنسی کودکی به نوعی با دستکاری بدن همراه است. دستکاری که موجب آسیب به اندامهای بدن من جمله اندام جنسی و سایر قسمت هاست. درست در زمانی که کودک در مرحله شناخت جسم و بدن است به او تعرض می شود و این دستکاری علاوه بر نشانه های فیزیکی و بیولوژیکی بر بدن به صورت داغ ننگی بر روح و روان آزار دیده حک می شود و همواره در تمام لحظه های زندگی این نشانه های بدنی برای او تدایی داغ ننگی است که در بعد ذهنی و روانیش حمل می کند. جسم و روان در بحث آزار جنسی کودکان از هم جدا نیست. آزار در این حال که بر جسم و بدن نشانه هایی را حک می کند بر روح و روان نیز داغ ننگ میگذارد که هر کدام یادآور دیگری و در نهایت تدایی کننده آزار است جسم و روح آزار دیده به نوعی به مسابه نشان شناسی زبان و گفتار و آزار است از دست دادن بکارت تو آمان احساس ترس و کم ارزشی را در فرد ایجاد می کند این ترس و کم ارزشی حاصل باورهای برساخته شده اجتماع خانواده و فرهنگ است مبنی بر اینکه داشتن بکارت گوهر و ارزش وجودی زن است و از دست دادن آن اتفاق ناخوشایندی است که از سوی همان خانواده و جامعه مورد شماتت قرار میگیرد و به طرق آشکار و پنهان بر آن کنترل شود و فقدان آن معادل بیآبرویی و کم ارزشی خواهد بود نه تنها آزار جنسی زندگی فرد آزار دیده را نشان میگیرد و در زیستن او اختلال ایجاد می کند بلکه در مواردی منجر به پدیده مرگ و نیستی نیز می شود. ای مرگ این مرگ آشکارترین نشانه های آزار جنسی است و کارکردهای پنهان آن همان است که در صورت زنده ماندن فرد آسیب دیده آسیب جدی عمیق و چند بودی کل زندگی و تمام ابعاد زیستی او را تحت شعاع قرار می دهد. از آنجایی که آزار جنسی از سوی نزدیکان و دیگری های مهم زندگی اعمال می شود و دقیقا در مراحلی است که فرد با زندگی و جهان اجتماعی و محیط خانواده در پیوندی عمیق است آشار آن به گونه غیر قابل انکار بر خود زندگی در جسم و در ذهن و روان ثبت می شود و تمام ابعاد هستی فرد را فرا میگیرد و لحظه ای او را به حال خود وانه می و در واقع خود زندگی و بودن را نشانه می گیرد. این امر می تواند منجر به عادتواره دستکاری بدن در فرد گردد که ریشه آن روانی و ذهنی و متأثر از تجربه از آزار جنسی است. کودک و نوجوانی که مورد تعرض آزار جنسی قرار گرفته، دنیای اجتماعی خود را بر اساس احساس غالبی که همان احساس گناه، تقصیر و سرزنشش تفسیر می کند و دست به معناسازی آن می زند و همواره به طبع این احساس گناه درگیر از وجدان است که در سالهای بعدی زندگی نیز این احساس گناه امکان استدلال منطقی در موقعیتهای مختلف زندگی را از او گرفته و همواره موجب باجدهی در ارتباطاتش شده و مدام در نقش قربانی یا ناجی ظاهر می شود و آن را به شکل اجتماعی باش تولید می کند. نقش ناجی و قربانی را به فرد می بدین شکل که همواره در حال حمایت افراطی از دیگران است و به نیازهای دیگران نسبت به دقدقه های خود ارجحیت و اولویت می دهد. بدون آنکه تفکر منطقی پشت آن باشد این فرایند از وابستگی و روابط مبتنی بر چسبندگی فرد با دیگران نشأت می گیرد. البته این روابط با احساسات منفی دیگر او از جمله ترس و شرم نیز رابطه دارد که آنها هم تحت تاثیر آزار جنسی به وجود آمدند. در اکثر موقعیت ها فرد به دلیل ترس از دست دادن دیگران و به خاطر احساس شرمی که تجربه می کند مهارت نگفتن به درخواستها و نیازهای دیگران را ندارد و از طرفی به دلیل روابط چسبنده مبتنی بر وابستگی در نقش ناجی و قربانی ظاهر می شود. این مکانیزم ها یکی پس از دیگری ظاهر می شوند و به شکل یک چرخه کنش های فرد یکی پس از دیگری صورت می گیرد و تداوم می و باز تولید می شود. در واقع نقش قربانی به دنبال خود کنش مبتنی بر ناجی بودن را خواهد داشت. فردی که احساس قربانی بودن می کند از آنجایی که نمیتواند بر اساس منطق و رویکرد اقلانی روابط و سهم و نقش خود را در مسائل زندگی روزمره و روابط اجتماعی تحلیل کند کنش های مبتنی بر ناجی بودن و نجات دهندگی و حمایت افراطی را در عرصه روابط با دیگران در موقعیت های از خود بروز می دهد که بعضا موجب ایجاد احساس ناکامی در روابط خواهد شد همچنین نقش قربانی نیز در موقعیت های شروع به فرافکنی می کند به این معنی که مسئولیت و سهم و نقش خود در امور زندگی روزمره را به دیگری یا دیگران نسبت می دهد. در هر دو حالت ناجی و فرافکن به صورت مستقل و بر مبنای اقلانیت مسئولیت و سهم و نقش خود را قبول نمی کند و متعادل عمل نمی کند. در واقع فرد آزار دیده یا همواره در یک مثلث درگیر است و هر کدام از موقعیت هایی که تجربه می رئوسی از این مثلث هستند. احساس خشم، نقش قربانی و کنش مبتنی بر ناجی بودن یا فرافکنی و نهایتا در وسط این مثلث ناکامی هایی است که در زندگی تجربه می کند. بر اساس طرحواره هایی که در ذهن شکل می گیرد و احساساتی که در فرد متأثر از تجربه آزار جنسی در کودکی و نوجوانی برساخته می شود، او شروع به معناسازی و تفسیر و تعبیر از موقعیت های زندگی اجتماعی می کند. این تفاسیر و تعابیر به دنبال خود کنش هایی را به مسابقه عملکردهای فرد ایجاد می کند. امروزه عدم تمرکز و اختلال یادگیری در کودکان معمولا دلیلی محکم برای بیشفعالی کودک محسوب می شود یا آزار حیوانات و وسواس و خودزنی جزو مواردی است که در کودکی افراد معتاد به مواد و معتاد به سکس مورد مطالعه قرار گرفته دیده شده این موارد را داشتند. مرور این موارد نمایانگر آن است که مسائلی چون پدیده بیشفعالی و مسئله اعتیاد میتواند با بحث تجربه آزار جنسی در کودکی رابطه داشته باشد افسردگی نیز به مسابه بیماری همراه بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی از جمله آزار جنسی اعتیاد روسپیگری و غیره مطرح است قطع ارتباط با والدین که به شکل عدم تمرکز خود را نشان میدهد در بسیاری از آسیبها و پدیده ها مشهود است از جمله افراد آزار دیده جنسی متادین به مواد و سکس به عبارتی از آنجایی که واقعیت به دلیل خاطرات ناخوشایندی که این افراد تجربه کرده اند چهره زشت و بدریختی در ذهنشان ثبت کرده قطع ارتباط با آن به شکل عدم تمرکز نمود میابد که آثار مخرب بسیاری در عرصه های مختلف زندگی به ویژه در فرایند یادگیری اجتماعی آنان خواهد داشت. طبق گفتارهای بالا، وسواس و انواع رفتارهای اعتیادی و تکرار شونده جهت کاهش استرس و استراب حاصل از آزار جزو پیامدهای مهم آزار جنسی است. فرد از جنسی خشم نهفته نسبت به نزدیکانش که مسئول مراقبت از او در کودکی بوده اند، اما کوتاهی کرده اند را حس می کند. این خشم در رابطه عاطفی او با آنها در تمام مراحل بعدی زندگی اثر گذار و احتمالا ترمیم ناپذیر است. در واقع اختلالات خلقی که ثبات احوالات و بالاخص تعادل در احساسات و هیجانات آنان را تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند از تناقضات و تزادها و تنش های درونی آنان نشأت گرفته باشد که قبلا از آن و دلایلش را یاد کردیم. در واقع افراد آزار دیده به نسبت بقیه افراد چون از ثبات و تعادل رفتاری و احساسی کمتری برخوردارند در روابط اجتماعی نیز کنشهای غیرقابل پیشبینی و غیر شفافی خواهند داشت این عامل خود موجب بیاعتمادی به آنها از سوی دیگران و در نتیجه تجربه ناکامی در روابط اجتماعی خواهد بود از یک سو اعتماد و همدلی آنها متأثر از آزار جنسی کاهش یافته و از سوی دیگر در روابط بیرونی و اجتماعی نیز اعتماد دیگران نسبت به آنها کاهش می‌یابد و به عبارتی عوامل روانشناختی و عوامل اجتماعی در رابطه دیالکتیکی بر هم کنش دارند خودزنی و سوی مصرف مواد جهت التیام تجربه آزار نیز از پیامدهای آزار جنسی در این افراد است چنانچه در توهمات ناشی از مصرف مواد و تخیلات و ذهنیتی که با آن خودزنی می و یا به عبارتی اشکال خودزنی دقت کنیم در تمامی آنها نشانه هایش زبان اعتراضی آزار را در خواهیم یافت این کنشها یعنی مصرف و خودزنی زبان اعتراضی هستند که جای تحلیل و نشان شناسی دارد البته بر اساس تحلیل فرومی هر کیس خودآزار در عین حال و در موقعیت دیگر میتواند دیگر آزار باشد و این در مورد آزار دیده جنسی نیز صدق میکند فرد آزاردیده دیده جنسی در مقابل آزارگر به مشابه آبژه مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفته ولی همین فرد در موقعیتی دیگر به عنوان مکانیزم جبران و به دلیل احساسات و تجربیات متأثر از آزار مثل خشم، تنفر یا حسادت در روابط اجتماعی خود دیگری را به هر شکلی مورد آزار قرار می‌دهد و به عنوان سادیستیک و دیگر آزار یا آزارگر وارد عمل می‌شود. حیوان آزاری در کودکی می تواند ریشه در آزار جنسی دوران کودکی فرد داشته باشد که البته در آسیب دیگری مثل اعتیاد و غیره در کودکی افراد مورد مطالعه چنین تجربیاتی دیده می شود که این مؤلفه میتواند ارتباط بین مسائل و آسیبها با هم را نشان دهد روایت ها حاکی از آن است که فرد آزار دیده نسبت به جنسیت خود حس حقارت و خود کمگینی دارد و برای جبران آن و در این حال تلاش می با هدف بیشتر دیده شدن از جنسیت خود فاصله بگیرد و در قالب جنس مرد به مصابه جنس قدرتمند جلوه کند که این جای گزینی نیز احتمالا از تجربه آزار نشعت میگیرد. این امر نمایانگر آن است که آزار جنسی روی روی کرد فرد نسبت به جنسیتش تاثیر میگذارد هرچند که این تاثیر توسط کلیشه های جنسیتی که ریشه در ذهنیت اجتماعی دارد نیز تشدید می شود. مثل زن به مسابه جنس دوم و ضعیف و غیره. سه عامل در گرایش فرد آزار دیده به جنسیت مخالف خود دخیل است. یک، حس حقارت و خودکمبینی نسبت به جنسیت خود به دلیل تجربه آزار جنسی. دو، دیده شدن. سه، کلیشه های جنسیتی مسلط بر فضای ذهنیت اجتماعی. روایت های مورد بررسی نمایانگر وجود خشم به دلیل تجربه آزار در فرد آزار دیده است که به کنش های پرخاشگرانه منجر می شود. همچنین احساس تنفر تو با حس دیده شدن احساسات متناقضی است که در افراد آزار دیده نمایان است و متناسب با موقعیت منجر به بروز کنش های متضاد و نامتعادل می شود. کنش های مبتنی بر انزوا طلبی و دوری گذینی و ترد از سوی و از سوی دیگر کنش مبتنی بر پرخاشگری و خشم شدید دو سویه کنش هستند که در موقعیت های یا تو با هم در افراد آزار دیده جنسی مشهود است. به قول مرسن کنش های آنان یا به سوی ترد و انزوا می رود، یا به سوی خشم و پرخاشگری گرایش دارد. مسائل جامعه پذیری و اجتماعی شدن این کودکان در خانواده ها از عدم آگاهی خانواده و عدم شناخت آنان در باب پدیده کودکی و پدیده نوجوانی نشأت میگیرد. اما از منظر جامعه شناسی احساسات که حوزه نو در بین حوزه های علم جامعه‌شناسی است، احساسات حلقه مفقوده است که توجه و کردن آن بسیار حائز اهمیت است معمولا شرایطی که تحت تاثیر آن افراد دست به کنش میزنند و همچنین کنش های آنان عینیت یافته ملموس و محسوس است و به همین دلیل مورد بررسی قرار میگیرد اما از آنجایی که غالبا شرایط موجب ایجاد احساسات در فرد گروه یا جامعه می شود و پیرو به آن احساسات دست به کنش زده می شود پس احساسات حلقه واسط و مفقود است زیرا که معمولا به دلیل بعد ذهنی و غیر ملموس بودن مورد تمرکز و مطالعه قرار نمی گیرد. معمولا احساساتی که افراد آزاردیده جنسی از خود بروز می دهند به صورت موقعیتی است و در هر موقعیت متناسب با تدایی و یا تناسبی که آن موقعیت دارد به تحلیل پرداخته و احساساتی را بروز می دهد. و البته در برخی از موقعیت ها می تواند احساسات بیان شده را به صورت ترکیبی و تلفیقی و گاهی متناقض با موقعیت نیز از خود بروز دهد. احساساتی مثل ترس، استرس، خشم، شرم، عذاب وجدان، گناه، بدبینی، حقارت، ترد شدن، قربانی بودن و این کار که در افراد آزار دیده پررنگ می باشد و زیرساخت احساسات دیگر آنان است را می احساسات کانونی، مرکزی و یا هشته ای بنامیم. احساساتی که فرد آزار دیده تجربه می کند به تنهایی قابل تحلیل نیست بلکه این احساسات یکی پس از دیگری تداوم دهنده و, و تشدید کننده هم هستند که در یک چرخه قابل بیانند. به گونه ای که احساس گناه و تخشیر روی کرده فرد نسبت به خود را تحقیرآمیز می کند و به دنبال خود حس حقارت و کم ارزشی دارد. حس حقارت و کم ارزشی از آنجایی که عزت نفس را نابود می کند موجب احساس شرم در فرد می شود و به دنبالش انکار و احساس غم می باشد و زیربنای تمامی این احساسات ترس و خشم درونی و بنیادین است. این احساسات حاصل شرایطی است که او تجربه کرده. یعنی همان تجربه آزار و پیامد همه این احساسات نیست کنش شایست است که فرد در فضای روابط اجتماعی و موقعیت ها و رخدادهای زیستی و اجتماعی از خود نشان می دهد. این فرایند پیوستاریست است که در تمامی گفتارهای پژوهش دیده می شود. در جامعه ایران تحت تاثیر کلیشه های ذهنیتی که بر فضای فرهنگی جامعه مسلط است، معمولا جنس مرد نماد قدرت و مردانگی است. به همین دلیل تقریبا آزار جنسی در مورد زنان پذیرفته شده تر است و این باورهای مسلط در فضای ذهنیت اجتماعی به مسابه باور رایج ذهن خود مردان را به مسابه کنشگران نیز برساخته است به ای که خود مردان هم از کودکی به گونه ای تربیت اجتماعی میشوند که نماد قدرت و غرور را نهادی نمی کنند و این قدرت جامعه را در ساختن ذهن ها نشان می دهد در نتیجه چنان چه خلاف این باشد که همان آزار جنسی مرد است برای او حس حقارت بیشتری به همراه می آورد قابل توجه است که این ذهنیت اجتماعی در باب روی کردهای جنسیتی در آسیبی مثل اعتیاد بالعکس است یعنی معمولا اعتیاد مردان پذیرفته شده تر از اعتیاد زنان است از آنجایی که در افکار عمومی جامعه اعتیاد مسئله مردان محسوب می شود و بود جنسی آن به خاطر آگاهی پایین اجتماع مستور است برای زنان قبیه تر قلم داد شده و با خودفروشی پیوند زده می شود. به همین دلیل زنان متاد با چالش های از مردان مواجهند به عنوان مثال به گفته خود آنان معمولا برای خرید مواد و مصرف آن تن به هر چیزی از جمله فرار از خانه و تنفروشی میدهند صرفا به خاطر اینکه بیشتر مورد کنترل از سوی خانواده و جامعه قرار دارند و نمیتوانند و نباید در خانه مصرف کنند با استناد به رویکرد برچسب زنی که از روی کردهای جامعه شناختی است وقتی که فرد آزار از سوی دیگری یا دیگران برچسب میخورد به تدریج فضای روابط اجتماعی ذهن او را نیز برمیسازد و این قدرت جامعه را در ساخت باورهای ذهنی و نگرش فرد نسبت به خود نشان میدهد بدین ترتیب است که وقتی فرد آزار دیده برچسبی میخورد آن برچسب را باوری درونی کرده و به تدریج میپذیرد و به سمت نزدیک شدن به آن باور حرکت و کنش می کند همچنین تقابل با جنس مخالف در فرد آزار دیده که از سوی او مورد تعرض جنسی قرار گرفته میتواند گرایشات و تمایلات مبتنی بر همجنسخواهی را در او ایجاد کند در واقع احساس تمایز تفاوت و حس خوش بودن که در گفتارها بدان اشاره شد علاوه بر اینکه پیوند اجتماعی فرد آژاردید با دیگران در روابط اجتماعیشان را متزلزل و مختل می کند ارتباط او را با واقعیت فردی و اجتماعی و تصویر آنها می گسلد. در تبیین نحوه برآمدن این منشای ناباور به نظر اریک فروم استناد می کنیم. او ملاک سلامت جوامع را همسویی آن با طبیعت انسان و نیازهای اصیل او میداند و در برابر آن جامعه ای را ناشاله معرفی می کند که انسان را ملزم به انجام اعمالی می کند که تنها هدفش برآوردن اهداف و نیات سازمان اجتماعی و جامعه باشد زمانی که منش اجتماعی مثل سلطه مرد سالاری بر رفتار انسان چیره شود و خرد و توانایی برقراری روابط مبتنی بر عشق و همدلی، احترام و آزادی و استقلال فردی نداشته باشد، زمانی است که انسان از بخش الهی خود جدا شده و بخش حیوانی او فعال می شود و دیگر رفتاری تو با عشق و امنیت از او سر نخواهد زد. او دیگر نه خود را به معنای درست کلمه دوست دارد و نه دیگران را و در اینجاست که روابط او بر پایه منش اجتماعی استوار شده و انسان از انسانیت خود توهی می شود. به زعم فروم شرط بقای هر موجود زندهی به ویژه انسان داشتن احساس امنیت است که در صورت فقدان آن یا فرد خواهد مرد یا دچار بیماری روانی شده و یا اقدام خودکشی خواهد کرد. فروم بر این باور است که انسان برای بازیافت این امنیت از دست رفته معمولا از خلال دوسوگیری بارور یا سالم و نابارور یا ناسالم اقدام می کند که هر کدام در تقسیم بنی متفاوت به منش های انسانی اشاره دارد. گونه نخست منش نابارور سوگیری نزدیکی است. انسان با بخشی از دیگران شدن چه از طریق حزم شدن در آنها و چه از طریق حزم کردن دیگران در خود از خطر تنهایی میگریزد. اولی را در اصطلاح بالینی آزار طلبی مینامند که گرایشی به سوی رهایی از خود و وابستگی به دیگران است. این وابستگی معمولا تحت عناوین قربانی کردن، انجام وظیفه یا عشق توجیه می شود. به ویژه زمانی که الگوهای فرهنگی نیز این قبیل توجیهات را پذیرا باشد. حالت دیگر وابستگی حجم دیگران در خود است به شکلی که فرد دیگران را زیر سیطره قدرت خود کشیده و بدین وسیله از اضطراب خود در برابر آزادی میگریزد فرام این نوع وابستگی را آزاردهی مینامد که با احساساتی چون عشق حمایت شدید انتقام توجیه شده و غیره همراه است و هر دوی این روابط حکایت از نوعی نزدیکی میان افراد دارد نوع دیگر رابطه نابارور بر اساس کنارگیری از دیگران است که خود به دو گونه است یا نوع فعال است که شخص وجود دیگران را خطری برای خود دانسته و در پی آن است که به هر شکلی این خطر را دفع کند در چنین شرایطی وجود جسم یا روان دیگران برای فرد کنارگیر خطری شدید و تهدید جدی محسوب می شود چون این فردی زمانی میتواند امنیت از دست رفته خود را بازیابد که منشأ این خطر را از بین ببرد و بدین انسان به انسانی ویرانگر و پرخاشجویی تبدیل می شود. نوع دیگر کنارگیری غیر است که به بیتفاوتی و همگون شدن با جماعت منجر می شود. در این رابطه فرد خود را چون کالایی در معرض مبادله روزمره قرار می دهد و همان می شود که دیگران می خواهند. مهمترین سوگیری در این گونه سوگیری بازاری است. کلیه این سوگیری های منشی در تمام اشکال نابارور خود به بیگانگی انسان از طبیعت اصلی خود و ناانسان گونه شدن انسان با فعل پذیر شدن او در برابر شرایط محیطی می انجامد و ثمره آن چیزی نیست جز کاهش انسان به موجودی تکبودی، ناسالم و ساختی شده. رجوع به خیشتن و کشف توانایی های طبیعی خود مثل خردورزی، تصویرسازی و باور به اینکه میتوان با اتکا این توانایی ها و اتخاذ سوگیری بارورانه به امنیتی صادق دست یافته به امنیتی صادق دست یافته و ارتباطی مبتنی بر عشق و احترام متقابل با دیگران برقرار ساخت از مهمترین شرایط تشکیل سوگیری بارور و پاسخی درست به به امنیت است اما این همه مستلزم وجود ساختاری سالم است که متاسفانه نظامهای کنونی نه تنها سلامت جامعه و فرد را تضمین نمی کنند بلکه انسانها را به مهره هایی بدل کردند که قدرت تقیان سرکشی نداشته و فاقد خوی و خصلت بشری می باشد. زیرا که مدام توانایی استقلال و خردورزی و تخیل او را تحقیر نموده و بدل به موجودی تکساحتی کردند. آزار جنسی به مصابه شیوه ارتباطی آزارگر با جهان زیسته خود. از آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است و زمانی که نمیتواند به دلایل متعدد با جهان زیست اجتماعی خود ارتباط سازنده برقرار کند البته موانع این ارتباط سازنده ریشه در همان حیات اجتماعی و بنیانهای آن در جامعه دارد به انزوا و تنهایی پناه میبرد آزار جنسی فارغ از نگرش اخلاقی شیوه ارتباطی با جهان زیست برای فرد آزارگری است که شخصیتی ضد اجتماعی یافته و حیات اجتماعیش به او امکان نداده که به گونه ای سازنده و از طریق ارتباطات اجتماعی متعادل نیازهای خود را به مصابه موجودی اجتماعی برآورده سازد در افراد آزارگری که طی دوران کودکی خود تحت آزار جنسی قرار گرفته اند، مکانیزم آزار به مسابه کنش جبرانی عمل می کند و به شکل چرخه معیوب از فرد مورد آزار در یک موقعیت و همان فرد به عنوان آزارگر در موقعیتی دیگر باش سلید می شود. البته سلط جویی و قلداری فرد آزارگر به مسابه یکی از ویژگی های شخصیتی او باید به شکل موقعیتی تحلیل شود. به قول اریک فروم، هر فرد آزارگر در موقعیتی دیگر مورد آزار بوده است و بالعکس. بگونه ای که این چرخه با توجه به بستر و زمینه های اجتماعی که فرد در آن قرار گرفته امتداد مییابد چنانچه زمینه اجتماعی سلطه باشد یا نشانه های را در خود داشته باشد، فرد در مقابل آن سلطه خواهد کرد و همین فرد چنانچه در زمینه اجتماعی دیگری و در موقعیت دیگر قرار گیرد که سلطه داشته باشد، فرد در مقابل آن سلطه پذیر خواهد شد. این روی کرد و فرایند در مورد آزارگر و مسئله آزار جنسی نیز مستاق خواهد داشت. قابل ذکر است که احساس ترس و خشم جزو احساسات پررنگ افراد آزارگر است. و البته در این حال آنان احساسات متناقض دیگری را تجربه می کنند مثل احساس کنترل، شرم، گناه و غیره. افراد آزارگر معمولا دارای خلاهای عاطفی و اقده های جلب توجه هستند و اغلب رفتارهای ضد اجتماعی داشته و انزوا طلبی در آنان به شکل بارزی دیده می شود. خود کنترلی ویژگی روانشناختی است که معمولا پیشمرز آن است که افراد آزارگر در این ویژگی از سطح پایینی برخوردارند اما از منظر جامعه شناسی و های اجتماعی افراد آزارگر میتوان این طور تحلیل کرد که آزار جنسی کودکان به مشابه کنشی فعال مثل هر کنش دیگری دارای بعد تفسیری است به عبارتی این کنش به طبع شرایطی رخ میدهد که در آن فرد آزارگر با تفسیر آن شرایط به آزار جنسی به مسابه کنش دست میزند کنش تفسیر ذهنی از یک واقعیت عینی است و از دیالکتیک عین و ذهن برساخته میشود آزار جنسی به مسابه کنش ما را به سوی شناخت آن شرایط عینی هدایت میکند که بود ذهنی آزارگر متأثر از آن عینیت برساخته شده است ویژگی ذهنی همان خود کنترلی پایین است که بر مبنای شرایط عینی که همان ویژگی های اجتماعی اعم از طبقه جنسیت تجربه زیسته و غیره فرد آزارگر برساخته شده با تمرکز بر آنان میتوان به شناخت این ویژگی ها دست یافت در دسته بندی کنش ها می توان آزار جنسی را جزو کنش معطوف به هدف و کنش احساسی دانست زیرا همواره تحت تاثیر احساسات فرد آزارگر رخ میدهد و هدفی را دنبال می کند با این روی کرد که بود عادتی آن مانع رویت و تحلیل لایه ها و ابعاد آن نمی شود به عنوان مثال تجربه آزار جنسی در کودکی آزارگر یا تجربه مشاهده خشونت جنسی در تجربه زیسته کودکی فرد آزارگر به گونه ای ذهن او را برساخته که در بزرگسالی زمانی که در یک شرایط عینی یعنی عینیت اجتماعی قرار می گیرد که به هر شکلی تداعی کننده ی آن تجربه است دست به آزار به مشابه یک کنش به مشابه برخورد عینیت اجتماعی با ذهنیت اجتماعی می زند و چون این کنش بر مبنای آن شرایط عینی تداعیگر و تکرار می شود کنشی عادتی تصور می شود در حالی که بود عادتی چنین کنشی نبایستی ما را از رسد این فرایند باز داشته و فعالی و پویایی یا هوشمندانه بودن چنین کنشی را به هاشیه ببرد. پرخاشگری در مورد فرد آزارگر به مصابه یک کنش است. این کنش از احساسات درونی او نشأت می‌گیرد. بر اساس روی کرده جامعه شناسی احساسات، ریشه این پرخاش در شرایط و زمینه زیسته فرد است. معمولا افراد وقتی در شرایط نابسامان قرار میگیرند نارضایتی هایی را تجربه میکنند که منجر به بروز احساسات منفی و مخرب در آنها می شود و به دنبال خود خشم و پرخاشگری را به مصابه کنش در آنان رقم میزند همانطور که در روایتی اشاره شد دایی به عنوان فرد از سوی مادر خود دائما مورد کنترل و نظارت قرار گرفته به گونه ای که فاقد استقلال شخصیتی و آزادی و رهایی بوده بخشی از این احساس خشم که به شکل کنش پرخاشگرانه نمود یافته است به این عدم آزادی و کنترل شدید از سوی دیگری یعنی مادر برمیگردد به عبارتی نشانه هایی از شرایط و زمینه ای را می بینیم که توانسته در فرد آزارگر احساس خشم و کنش پرخاشگرانه ایجاد کند و یکی از نمودهای آن در قالب آزار جنسی بروز کرده. حالا همین فرد در رابطه با مادر و دیگران کنش سلطه پذیر و ترسویی بروز داده و در رابطه با آزار دیدگان که همون خواهرزاده است به لحاظ شخصیتی کنش سلطگرانه و آزارگرانه ای داشته قابل ذکر است که احساس ترس و خشم جزو احساسات پررنگ افراد آژارگر است و در عین حال آنان احساسات متناقض دیگری را مانند احساس کنترل، شرم، گناه و غیره تجربه می کند. چارلز هورتون کولی برای تبیین چگونگی شکلگیری خود در رابطه متقابل فرد و جامعه طی تجربه اجتماعی شدن فرایند خود آینه ای را در سه مرحله متمایز قابل تکوین میداند. یک پدیداری خود به چشم دیگران یا در برابر آینه خود دیگران. دو چگونگی داوری و قضاوت دیگران درباره پدیدار شدن خود ما سه پیدایش احساسی در ما در نتیجه قضاوت و ارزیابی دیگران که می تواند به غرور یا سرشکستگی ما منجر شود برداشت تلخیص از تنهایی این سه مرحله بیانگر پدیدار شدن اصلاح و تکمیل خود در برابر دیگران است و اگر به هر شکل این فرایند تکوین مختل شود خود به شکل بیمارگونهی نمودار خواهد شد که این نحوه ای ادراک ریشه در سامان اقتصادی افراد دارد به نظر کولی عقب ماندن فقیر در بقای انصب ماندگاری سازگارترین امر اجتماعی و نزیست شناختی است او ریشه فقر و عوارض آن را در جامعه و نه طبیعت میداند فقر موجب می شود که برخی از طبقات اجتماعی به دلیل شرایط زیستی پایینی که در فرصتهای های نصیب می برند، دارای فرهنگ و الگوهای هنجاری خاصی می شوند. فرصت زندگی از قبیل فرصت برابر بهره داشتن از شغل، مسکن و تحصیلات همه به نوعی به داشتن یا نداشتن برمیگردد و طبقات اجتماعی در همین تفاوتها از یکدیگر تفکیک می شوند. از این رو درک افراد از طبقه اجتماعیشان تاثیر عمده در شیوه و سبک زندگی آنها خواهد داشت. فرایند این کار در حوزه آزار جنسی مکانیزم مشترک فرد خانواده و جامعه و عوامل زمین سازه آن در نظام های بسته و ایدئولوژیک چون ایران همدستی نظام یافته بین کودک آزار دیده به مشابه قربانی با خانوادهش که مسئول حفاظت و دفاع از او در مقابل آزار و آزارگر است و نهادهای نظارتی و حقوقی وجود دارند که هدف مشترک همهشان پنهان ماندن یا انکار آزار جهت حفظ آبروست زیرا آزار جنسی امری قبیح شمرده می شود که باید کتمان شود تا بی آبروی اتفاق نیفتد. از آنجایی که ذهن خود کودک آزار دیده نیز بر اساس همین روی کرد برساخته شده و این باور در آنها درونی شده دست به پنهانکاری و انکارسازی آزار به مسابه کنشی دفاعی می زنند. این چنین است که بین آزارگران به مسابه افرادی که قدرت را اعمال می کنند و کودکان آزار دیده به مسابه قربانیان و کسانی که قدرت بر آنان اعمال می شود همدستی نظام برای انکار آزار به وجود می آگد. در نهایت فرد آزار دیده جهت مشروعیت بخشی به این آزار که همواره امری قبیه قلم داد شده متوسل به قرار ازدواج می شود. بر اساس گفتارهای موجود در مصاحبه کاربرد مکانیزم تهدید توسط آزارگر از این جهت موفقیت آمیز بوده که در باور اجتماعی و اذهان قربانیان بیشتر نفس آزار دیدگی است که به مسابقه امری قبیه و مبتنی بر بیآبرویی قلمداد میشود نه آزار رسانی و تعدی و تعرض و تجاوز پس ترس از افشای آن ملازم بی‌آبرویی تلقی شده و همچون رازی سر به مهر مخفی و کتما می شود و بدین دلیل آزارها مدام تکرار می شود و تهدید آزارگر پاسخی مثبت است یکی از پیامدهای آزاردیدگی کودک آن است که سرمایه های اجتماعی چون اعتماد، امنیت و صداقت او نسبت به جهان زیست و زندگی اجتماعیش تضعیف می شود. به ای که کنش مبتنی بر اطلاع رسانی آزار و تعرض به فضای اجتماعی اطراف خود به عمل نمیآورد عدم توجه به این موارد به تدریج سبب تضعیف سرمایه های اجتماعی جامعه می شود. گفتارهای حاصل از پژوهش نمایانگر آن است که آگاهی قربانیان از شبکه های حمایتی موجود در رابطه با گزارش آزار جنسی در سطح جامعه ایران ضعیف است. این مورد ناکارآمدی نهادهای مسئول اطلاع رسانی و آگاه سازی را برملا می کند که آسیب شناسی رسانه های جمعی و کانال های ارتباطی را ضروری می سازد. آنچه که به ذهن و بینش افراد شکل می دهد، سبک زندگی آنان در خانواده و جامعه است که از شرایط عینی زیستی اعم از اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تاثیر می گیرد. در اصل این شرایط عینی است که بعد ذهنی و روانی افراد به مصابه کنشگران اجتماعی را برمی سازد و به کنش آنها جهت و شکل می بخشد. پس در برخورد این با ذهن واقعیت زندگی اجتماعی و نوع آگاهی شکل می گیرد. از بررسی گفتارهای مصاحبه روشن می شود که در رویارویی عین و ذهن زمینه و بستری برای آزار جنسی به مصابه یک واقعیت اجتماعی فراهم می آید و این واقعیت در فضای کنش متقابلی که توسط اسهان در طی روزمره اتفاق می افتد، دوباره برساخته می شود و در این روند باز تولید و بازنمایی می شود و لایه های سخت و متحجری پیدا می کند. آنچنان که گویی همیشه بوده و یک امر ذاتی و طبیعی است و بدین ترتیب امری اجتماعی نگاشته نمی شود که نیاز به فهم اجتماعی و تحلیلی جامعه شناختی داشته باشد. این, این است که عوامل اجتماعی و اقتصادی به وجود آورنده آزار جنسی مکتوم و مقفول می ماند. در ادامه به تبیین نحوه عملکرد کرده های عاطفی از دیدگاه کنش متقابل گرایی و جامعه شناسی عواطف اوکچیلد پرداخته می شود. پاورقی آری راشل اوکچیلد در سال 1940 در مریلند آمریکا به دنیا آمد. گرایشات او باعث شد که دنیا را تفکیک شده به صورت مردانه و زنانه ببینند دنیای مردانه دنیای کارهای حرفه‌ای و تخصصی است دنیای زنانه دنیای پرستاری و نگهداری مطالعات او در این حوزه او را به سمتی کشاند که بگویند جامعه شناسی حوزه کار مردانه است تئوری ها و روش ها در این حوزه بر به تجربه مرد بودن شکل گرفته و تدوین شده بنابراین او به دنبال آن است که جامعه شناسی را معرفی کند که متأثر از تجربه زنانه هم باشد این جامعه شناسی واقعیت اجتماعی را صرفاً بر حسب اعداد آمار و واقعیت های آشکار مورد پژوهش قرار نمی دهد. بلکه داشتان زندگی روزمره مردم را از زبان خودشان مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. او در این روی کرد می خواهد به این مهم جواب دهد که تنها مهم نیست بدانیم که افراد جامعه چگونه فکر می کنند بلکه مهم است بدانیم آنها چگونه احساس می کنند. جامعه شناسی عاطفی این هدف را دنبال می کند. پایان پاورقی به زم او عاطفه اساسا به پویش زیست شناختی ربط دارد برعکس سایر حواس ما عاطفه در اینجا مستقیما به رفتار فرد گره میخورد و آن زمانی است که بدن شخص به لحاظ زیست شناختی آمادگی لازم برای درک شدن در یک عمل اجتماعی را دارد عاطفه در جریان عمل به وجود میآید به علاوه به هنگام آماده شدن جهت حرکت برای انجام کنش عواطف عناصری از شناخت را به شکل کارکرد نشانهای با خود دارند از این طریق عواطف حاصل تلاش ما برای سازگاری تجربیات گذشته و رویدادهای واقعی حال حاضرند. با این حال، عاطفه ها داده های قطعی زیست شناختی یا روان شناختی نیستند که از نفوذ جامعه و فرهنگ در امان باشند، بلکه عاطفه ها در جریان و در متن کنش متقابل توسط افراد فعالانه تولید و مدیریت می شوند. آنها به سادگی توسط تجربه به دست نمی آیند، بلکه خلق می شوند و در یک معنای مهم ما عاطفه را در شکل کار عاطفی انجام می دهیم. یعنی فرد تلاش میکند تا نوع و شدت احساسی که در جریان کار به خرج میدهد را تغییر داده یا مدیریت کند کار عاطفی میتواند همزمان تلاشی جهت ایجاد انگیزه برای شکل دهی به احساس خاص یا کوششی برای سرکوب احساسی دیگر باشد تاکید مدیریت عاطفی اوکچیلد بر کنش عمیق است کنش درونی که تلاش روانی برای تولید احساس است نه بروز احساسات یک احساس واقعی که خودانگیخته و تعمدی است و این همان نقطه است که در فرایند انکار از سوی آزاردیدگان جنسی مورد مطالعه شاهد بودیم نیاز به دیده شدن وابستگی و محرومیت چند بودی سه عامل زمین ساز و تداوم دهنده ی آزار جنسی استفاده از فن فریب توسط آزارگران نشان می دهد که نیاز سرکوب شده ای چون نیازهای عاطفی و نیاز به توجه در کودک وجود دارد که معمولا از سوی دیگری های مهم و والدین و نزدیکانش که مسئول مراقبت و جامعه پذیری او هستند پاسخ داده نشده یا نادیده گرفته شده است کودکانی که با نیاز سرکوب شده یا عدم توجه کافی مواجه هستند بیشتر به فن فریبشوی آزارگران پاسخ مثبت میدهند روابط مبتنی بر مالکیت و از نوع چسبنده بین مادر و پسر روابطی مبتنی بر وابستگی افراتی و بیمارگونه است حس مالکیتی که جایگاه مادر به مصابه والدی که هنر عشق ورزیدن را به کودک خود میآموزد نابود نموده است هر انسانی بر مبنای مفهوم عشق با جهان اجتماعی پیرامون خود ارتباط می گیرد و این مفهوم را اولین بار در روابط با مادر تجربه می کند و از آن برای عشق ورزیدن به جهان اجتماعی خود الگو می گیرد. کودکی که چنین روابط مالکیتی و چسبنده را به جای مفهوم عشق در رابطه با مادر تجربه می کند، ارتباطش با جهان اجتماعی زیسته خود مبتنی بر همین چسبندگی و وابستگی نامتعادل برساخت می شود. و در آینده گونه هایی از روابط مازوخیستیک و سادیستیک را تجربه می کند. در کودکان آزار دیده خلاهای عاطفی و فقدان توجه دیده می شود که اقنای عاطفی این خلا توسط آزارگر مقاومتش را می شکند و پاسخی مبتنی بر همراهی با آزارگر داده می شود که امکان استمرار آزار را نیز فراهم می کند. گفتارهای مصاحبه نماینگر آن است که زمانی که آزارگرها از قدرت بدنی و فیزیکی خود در مقابل کودک که به لحاظ فیزیکی و بدنی ضعیف است بهره میگیرند متوجه عدم توجه عدم مراقبت و بیدفاع بودن کودک توسط محافظان مسئولان و مراقبان آن بودند و به تنهایی فیزیک و بدن قوی تر دلیلی بر تحقق هدف آزار یا دلیل کافی از سوی آزارگرها نبوده است و این خلأ به شکل مشروط زمین ساز و آزار قرار می است در روایت ها به فقدان آگاهی در کنار فقر اقتصادی پدر کودکی که مورد آزار قرار می گرفته اشاره شد و این تایید کننده ای فرضیه است که بیان می دارد محرومیت ابعاد گسترده دارد که تنها یکی از ابعاد آن محرومیت مادی اقتصادی و مالی و البته مهمترین بود آن است زیرا محرومیت اقتصادی یا مادی ابعاد دیگر محرومیت را رقم میزند و به عبارتی پیش نیاز تمامی ابعاد دیگر آن است محرومیت در تمامی ابعادش زمین ساز آزار جنسی کودکان است. مثال بالا رابطه بین نیازهای زیستی مهاجرین افغانستانی را با آزار جنسی کودکان آنان نشان می مهاجرینی که در جامعه ایران از نیازهای اساسی و حقوق حداقلی و انسانی محرومند و این محرومیت و شرایطی که در جامعه ایران تجربه می کنند زمین ساز آن است که کودکان آنان بیشتر در معرض آزارهای جنسی باشند. همچنین آزارگران از تکنیک معتاد کردن کودکان به جهت اینکه در آن گونه ای پر از وابستگی مبتنی بر نیاز به مصرف مواد ایجاد کنند بهره می گیرند و از این طریق می توانند زمینه آزار و استمرار آن را از طریق رفع نیاز مصرفی کودک معتاد فراهم کنند به طور کلی مسئله وابستگی آزار دیده و یا اطرافیان او و یا اعضای خانوادهش به فرد آزارگر معمولا مانع افشای آزار و برخورد با آزارگر می شود این وابستگی هم شامل بود مادی، معیشت، و زندگی و هم شامل بود غیر مادی و روانی و است از طرفی فقدان روابط صمیمانه بین اعضای خانواده که اعتماد و امنیت فرد آزار دیده را نسبت به آنان تحت تاثیر قرار می‌دهد عاملی است که مانع از گفتگو و افشای آزار توسط او شود، در جامعه مثل ایران که نهادها و سازمان های حمایتی به دلیل چالش های توسعه ای به لحاظ حمایت کنندگی در این راستا قوی عمل نمی کنند نتوانستند جایگزینی مناسب برای این عدم حمایت از سوی خانواده و یا بحران وابستگی‌ها ها باشند شرم به خاطر فقدان روابط صمیمانه با مادر و وقیهان پنداشتن عمل آزار به دلیل قضاوت های عادتواره عوامل دیگری هستند که موجب انکار آزار از سوی آزار دیده و عدم افشای آن شدند. البته ذهن کودکان و نوجوانان متأثر از جامعه و باورهایش ساخته می شود و چون جامعه در باب آزار روی کردی مبتنی بر حمایت نسبت به آزار دیده ندارد و آزار دیده بیشتر در جایگاه مقصر و گناهکار دیده می شود تا قربانی فرایند اجتماعی به همین دلیل پیشفرس و باورهای نادرست ذهن آزار دیدگان را نیز مخدوش می کند و درونی شدن این ذهنیت اشتباه چرخه معیوب آزار را تکرار و باش تولید می کند. چالش شبکه های حمایتی رسمی و غیر رسمی از آزار دیدگان جنسی جامعه ایران شبکه های حمایتی رسمی و غیر رسمی در جامعه ایران هر کدام با موانع و چالش های مواجه هستند که کودکان را در حمایت گرفتن از آنها جهت توقف آزار با مشکلاتی روبرو می شبکه های حمایتی غیررسمی مثل خانواده و دوستان و آشنایان به دلیل تسلط کلیشه های فرهنگی رایج که می تواند ناشی از عدم آگاهی اجتماعی در مورد نحوه مواجهه با مقوله آزار جنسی به مشابه بیابرویی باشد یا به دلیل ضعف فضای گفتگو و تعامل که, که تحت تأثیر تفاوت نظام ارزشی نسلی و تقابل بین آنها در شرایط فعلی جامعه ایران ناکارآمد و غیر فضای اعتماد و صداقت جهت افشای آزار را مختل می کند. از طرف شبکه های حمایتی رشمی نیز به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی و پایین بودن سطح رفاه اجتماعی فقدان سیاستها و خدمات اجتماعی حمایت کننده بالاخص برای گروه های خاص اجتماعی از جمله کودکان سالمندان و زنان در این شرایط ناکارآمد و غیر خواهد بود در نتیجه هم شبکه های حمایتی رسمی و هم غیر به مسابه استراتژی اجتناب از آزار برای کودکان غیر سربخش بودند. از طرفی کودکان به مسابقه کنشگرانی که بایستی در بکارگیری استراتژی های اجتناب از آزار فعال هوشمندان عمل کنند کنش های مبتنی بر فعال بودن و یا هوشمندی از خود نشان نمی دهند و دلیل آن فقدان آموزش کافی در باب مهارت های مورد نیاز است و نمایانگر عدم توجه به پرورش و فعالسازی توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه آنان می باشد. پس اینکه به شکل مناسب و موقعیتی گروه کودکان از استراتژیهای اجتناب از آزار بهره نمیگیرند و این استراتژیها اجرایی نمیشود هم به مسائل ساختاری و زمینهای در سطح کلان و هم به مسائل و موانع کنش سازنده و فعال در سطح خرد از سوی کودک به مسابه کنشگر برمیگردد آنچه که مسلم است نداشتن آموزش آگاهی و مهارت کافی در گروه کودکان نمایانگر ضرورت آسیب نهادهای جامعه پذیری اهم از نهاد خانواده، مدرسه، رسانه های جمعی با تمرکز بر ساختار و کار کرده هر یک از آنهاست. از طرفی عدم حمایت مادر از کودکی که مورد آزار جنسی از سوی پدر قرار گرفته، به آسیب شناسی حوزه زنان و تبعیض‌ها و تفکیک های جنسیتی و عدم استقلال اقتصادی زنان در جامعه ایران فعلی برمیگردد. زیرا مشاهده می شود که زنان استقلال و مهارت های لازم و همچنین حمایت های کافی جهت دفاع از کودک در مقابل آزار جنسی اش روی مردان را ندارند. زمانی که کودک در ابتدای راه جویش و معناسازی توسط دیگرانی که مسئول نشان دادن مسیر به او هستند محدود و سرکوب شود یا به شکل مناسب راه بردی نشود برچسب انحراف به مسیر برساخت شده او زده می شود و خود او نیز از سوی همان جامعه که فرایند این معناسازی نامناسب را رقم زده برچسب منحرف یا نابهنجار میخورد جامعه هیچ زمانی از فرایند ترد پرسش نمی کند و همیشه این مطرودین هستند که از سوی جامعه مورد سوال واقع می شوند و این همان مکانیزم تفوق قدرت بر واقعیت است. اخلاق به مسابه گفتمان غالب بر فضای آزار جنسی در جامعه ایران و پیامدهای آن. اخلاق معمولاً بر به زمان و مکان، نظام اجتماعی، موقعیت طبقاتی و غیره فرق می کند. لذا سخت دارای جنبه نسبی است ولی قوانین اتیک که درباره اهمیت رفتار اخلاقی یعنی حق و تکلیف خیر و شر فضیلت و رضیت و ملاک ارزیابی آن بحث می دارای جنبه نسبی کمتری است و در واقع قوانین عام اخلاقی را به دست می دهد و سرشت این قوانین را روشن می سازد. حالان که خود موازین اتیک ناشی از مراحل معین رشد مناسبات بین انسان هاست و با تحقق مناسبات معینی در جامعه این مناسبات جای خود را به روابط عادی و عام همبستگی و همکاری انسانی خواهد سپرد و کیفیت ویژه خود را از دست خواهد داد و زمانی در خواهد رسید که مقولات اتیک نیز کهنه خواهد شد. مقوله آزار جنسی به مشابه یک کنش، پدیده یا واقعیت غیر اخلاقی از خانواده و جامعه ادراک نمی شود تا به ابعاد متنوع و متکثر آن نگریسته و رصد شود. تسلط گفتمان اخلاقی و عرفی آنچنان فضای روابط نامتعارف جنسی غالب و مثلث را محدود کرده که بررسی منطقی و استدلالی پدیده آزار جنسی و ابعاد آن به راحتی میسر نمی شود. در هر ساختار سیاسی طبقاتی موازین اخلاقی به صورت ذهنی و بدون پیوند با نیازهای عینی آهاد مردم حسب بقا و توجیه آن ساختار با تولید و تجویز می شود. همین گفتمان اخلاقی مسلط با آزار به مسابه بیابرویی فرد آزار دیده به مسابه مقصر و گناهکار و در نهایت ترد سرزنش و مجازات او مشروعیت میبخشد بخشی از راست پیشگی آزار دیده ریشه در باورهای خانواده دارد و بخش دیگر نیز در کنشهای های مسلحتی خانواده نهفته است. از باورهای خانواده که باج دارنده افشای آزار توسط آزار دیده می شود می توان به مقوله آبرو قضاوت شدن و سرزنش اشاره کرد و از کنش مسلحتی خانواده می توان به انکار و عدم پذیرش مجازات، تنبیه، ترد و تهدید، تحقیر، تمسخر، جنگ و غیره اشاره کرد. در اینجا می توان به نقش قدرت در انقیاد پی برد. طبق تعریف وبر، قدرت به معنی توانایی دارنده آن است. برای واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود به هر شکل ممکن. و پارسونز میگوید قدرت را میتوان توانایی کنترل یا تاثیر گذاشتن بر دیگران صرف نظرش خواست و میل آنها تعریف کرد. قدرت یعنی توانایی یک فرد یا یک گروه برای وادار کردن دیگران به انجام کاری که صاحب شاهب یا صاحبان قدرت خواهان آنند. در تحلیل فوکو قدرت به معنای عملی است که موجب تغییر و یا جهدهی به رفتار دیگران می شود. از این منظر قدرت ساختار کلی اعمالی است که روی اعمال ممکن دیگر تاثیر می گذارد. قدرت بر می انگیزاند، اقوا می کند، آسان یا دشوار می و محدودیت به وجود می آورد یا مطلقا منع و نحی می کند. با این حال قدرت همواره شیوه انجام عمل بر روی فائل عمل است زیرا فائل عمل عمل می کند و یا قادر به انجام عمل است. در بررسی گفتارها نیز مشخص شد که آزارگران معمولا با توسل به قلداری، زور و قدرت، خشونت و تهدید مانع افشای آزار توسط آزار دیده می شوند. این عامل در کنار اینکه فرد آزار دیده به مشابه مقصر و گناهکار جلوه داده می شود در اختفای آزار و در نتیجه ادامه آن می تواند کارساز باشد. همانطور که در تحلیل‌های قبلی گفتیم چون آزاردیده قربانی تلقی نمی‌شود و این باور در خود او نیز نهادینه شده و به پذیرش آن رسیده بستر مناسبی فراهم می‌شود تا آزارگر بتواند از قدرت بدنی و قلداری خود بهره گیرد نقش مدرسه در پیشگیری و مواجهه با آزار جنسی کودکان و نوجوانان جامعه ایران مدرسه به عنوان دومین نهاد جامعه پذیری و اجتماعی کردن کودکان پس از نهاد خانواده و به عنوان مکمل آن بیشترین سهم را در تربیت اجتماعی و حمایت اجتماعیش کودکان دارد اما متاسفانه از ضعف و کاشتی هایی برخوردار است که کشکارکردهای آن تنها به حوزه آموزش محدود نشده بلکه کارکردهای تربیتی و پرورشی آن نیز مورد تردید است داشتن ساختاری نظاممند که در آن مشاور از جایگاه ویژه و تخصصی برخوردار باشد و گزینش آن طبق اصول و قواعدی منسجم انجام شود همگی به کار کرده پرورشی نهاد مدرسه یاری میرساند طبق گفتارهای پژوهش کودکان مدرسه ای با چنان محدودیت و کنترلی مواجه هستند که احساس امنیت و اعتماد آنها در این فضای مسلط مخدوش شده و مانع گزارش و افشای آزار جنسیشان می شود و ترجیح می دهند هر گونه تعرضی را انکار کنند تا از سوی این نهاد مورد برچسب زنی سرزنش و یا مجازات و ترد قرار نگیرند و بدین ترتیب به عمق و شدت مسئلهشان افزوده نشود در اینجا آشیب شناسی نهاد مدرسه در جامعه ایران با عنایت به کارکردهای پرورشی برای گروه کودکان و نوجوانان ضرورت می‌یابد مدرسه همسوب و نهاد خانواده و کلیت جامعه ایران این پیشفرض را دارد که آزاردیده جنسی کودک یا نوجوان در نقش دانش آموز مقصر و گناهکارش نه قربانی آزار به همین دلیل به آزار نیز به مصابه گناه و تقصیر نگاه نمی کند و در نتیجه به دانش آموز آزار دیده جنسی انگ بدنامی می زند و برای جبران کوتاهی او از راهکارهای ترد در قالب اخراج از مدرسه زدن برچسب بیابروی و سرزنش بهره می گیرد. در اینجا به جای آنکه آزار دیده قربانی دانسته شود و مورد حمایت از سوی جامعه و نهاد قرار گیرد طی اتحادی نظامی یافته بین جامعه و نهادهای جامعه پذیری از جمله خانواده و مدرسه او مقصر و مجرم فرض شده و مسیر مجازاتش از سوی نهادها هموار شده و سوء استفاده متجاوز از او استمرار می‌یابد. پیشنهادها و راهکارها در این بخش به ارائه پیشنهادها به منظور پیشگیری از آزار و درمان آزار دیدگان جنسی پرداخته می شود. شواهد این بخش از سه منبع عمده به دست آمده. منبع نخست تجربه افرادی که مورد آزار قرار گرفتند. این دسته از افراد به مشابه افرادی که تجربه زیسته آزار و پیامدهای آن را دارند، دارای منبع اطلاعاتی هستند که می تواند در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرد. منبع دوم پیشنهادهای متخصصان و صاحب نظران این حوزه در رشته های چون روانشناسی، مددکاری اجتماعی، مطالعات زنان، جامعه شناسی، حقوق و غیره است که با آنها مشاهده صورت گرفته است. متخصصان این حوزه نیز به دلیل دانش تخصصی که دارند و ممکن است برخی از آنها سالهای متمادی با افراد آزار دیده کار کرده باشند یکی از منابع غنی دانش هستند در نهایت منبع سوم ادبیات حوزه کودک آزاری است که مرور آنها برای قنای پیشنهادها مشمر ثمر است پیشنهادها به این شرح است آموزش و آگاهی بخشی امر جنسی پیش از آن که به غریزه و رفتار زیستی مربوط شود از امر غیر جنسی یعنی هنجارها و روابط اجتماعی و فرهنگ جامعه تاثیر پذیرفته میتوان با آموزش کارآمد آن را کنترل کرد یکی از مواردی که همش سوی کودکان آزار دیده و هم متخصصان این حوزه پیشنهاد شده و در نهایت در ادبیات این حوزه نیز وجود دارد آموزش و آگاهی بخشی به کودکان و خانواده های آنان در حوزه تربیت جنسی است تا دانش و مهارتشان در مقابله با آزار جنسی کودکان افزایش یابد همان گونه که گفته شد آموزش جنسی از اوایل کودکی آغاز می شود و تا دوره نوجوانی و بزرگسالی ادامه دارد هدف آن حمایت و محافظت از رشد جنسی این امر به تدریج کودکان و نوجوانان را به اطلاعات، مهارت ها و ارزش های مثبت مجهز و توامن می کند تا امر جنسی را درک کنند و در دوره های بعدی زندگی از آن لذت ببرند و روابط امن و کامل داشته باشند و مسئولیت سلامت جنسی خود و دیگران را به عهده بگیرند. آموزش جنسی بنیادی را برای گذار امن و همراه با رضایت به بزرگ سالی فراهم می کند تا از این طریق به درک احساسات و عواطف آموزش تولید مثل بررسی روابط خانوادگی و بین شخصی یادگیری درباره امنیت و ایجاد اعتماد به نفس و مهارت‌های ارتباطی تشویق شوند. بسیاری از متخصصان که با آنها مصاحبه شد و نیز تعداد زیادی از آزار دیده ها به اهمیت آموزش و آگاهی بخشی به واسطه آن و در نتیجه پیشگیری از کودک آزاری جنسی اشاره کردند. در همین زمینه دکتر موریس ستودگان به درستی به کار کردن در چهار سطح به منظور پیشگیری از کودک آزاری جنسی اشاره کرده که دو سطح آن بر اهمیت آموزش تاکید دارد. از نظر من در واقع باید یه چیز خیلی عظیم شکل بگیره در یک سیستم بزرگ ماکرو سیستم باید قانونگذاری اول درست بشه چون قانون میتونه یه صد باشه و یه پیشگیری باشه یه چیز دیگه میزو سیستمه که شامل مدارس و جاهای دینی و ایناست باید به بچه ها آموزش صحیح بدند و در سیستم سوم میکرو سیستم سیستم کوچیکیه که باید بیشتر در خانواده ها ایجاد بشه و آموزش داده بشه به پدر و مادر که چطور به بچه هاشون به بدن خودشون توی چه زمانه به خصوصی حرف بزنن و بگن وقتی دست درازی میشه چیکار کنن اینا توی سه سیستم باید آموزش داده بشه و سیستم چهارم که از نظر من اکوسیستم بهش میگن که از بیرون یه نقش کنترلگر داشته باشیم روی این سه سیستم خانم جیم روانشناس درباره اهمیت آموزش و در کنار آن درمان گفته کیسایی که من بیشتر باهاشون ارتباط داشتم میتونم بگم 99 درصد به خاطر ناآگاهی اتفاق افتاده به خاطر این کردن مسئله جنسی خانواده ما هنوز نمیخواد بپذیره که این اتفاق افتاده بچه آموزش ندیدن من یادم توی کلاس پایه اول بودم گفتم بچه ها، اگه کسی خواست لمستون کنه بعد دیدم یکی داد زد مگه خانم این کار نمیگی بده فلانی این کارو میکنه و اندام من دست میزنه قلقلکم میده اون منو مگه بد نیست مثلا انقدر این بچه ناآگاه بوده و خانواده حتی نگفتن که اندام خصوصی تو رو کسی نباید دست بزنه من پیشگیری رو توصیه میکنم و آموزش توی این مسئله و حتی فکر میکنم از مدارس باید این اتفاق بیفته خانم آزار دیده ای که رشته معماری درس کنده بر اهمیت آموزش به خانواده ها تاکید کرده فقط میتونم بگم سطح اطلاعات خانواده ها رو بالا ببرن حتی قبل از بار داری آدما فکر میکنن به هر کسی اعتماد دارن میتونن بچه‌شون رو بهش بسپارن ولی اینطوری نیست من میگم چون دختر زیبایی بودم حرف بقیه توی گوشم بود مامانم منو تنهایی جایی گذاشته از زیباییم که گفته این حس خوشایندی برام نبوده چون مادرم کنارم نبوده و میدیدیم یه مرد غریبه میگه چقدر خوشگله مدیر انجمن ایدز ایران بر آموزش و آگاهی بخشی از طریق سینما تاکید داشته است می توان گفت ساختن فیلم های سینمایی درباره آزار جنسی کودکان راه های پیشگیری و مقابله با آن و پخش این فیلم ها در سینما ها و شبکه های خانگی همان که ایشان پیشنهاد کرده اند می سهم تعیین کننده در کاهش آزار جنسی و نحوه مواجهه موثر با آن داشته باشد حالا به نظر من توی این موارد هنر و سینما میتونه کمک کنه یکی از علاقه های من سینماست و من سناریوهای زیادی نوشتم راجع به این مسائل فکر می کنم تأثیری که سینما میتونه بذاره روی آدم ها خیلی خیلی شگرفتر و بزرگتره و به نظر میرسه شما اگه موافق باشید میتونیم با هم توی این زمینه همکاری کنیم من دارم تیمی درست میکنم در زمینه اکثر آسیب های اجتماعی حتی مثلا خودکشی سینما میتونه کمک بکنه اگه آدم این مسائل سینمایی کنه نه ای. حالا درست این سینما رسانه تلقی میشه ولی منظور من سینماست اگه آدم بتونه اینا رو در قالب سینما درست کنه میشه بهترین کمک و فرهنگ سازی خانم مددکار اجتماعی که در کودکی اشوی پدر بزرگش مورد آزار قرار گرفته بود پیشنهاد آموزش جنسی و آموزش سبکهای های فرزند پروری را به صورت همزمان به والدین و کودکان پیشنهاد داده خب قطعا یکیش آموزش جنسی به کودک نحوه فرزند پروری درست این دوتا تو هم با همه نحوه فرزند پروری از نوع اقتدار نباشه و سهل گیرانه و سختگیرانه نباشه بخواد آموزش جنسی بده فکر نکنم موفق باشه این دوتا تو هم با همه هم باید نحوه فرزند پروری درست باشه و هم آموزش جنسی نه بر اساس چیزایی که میدونن توضیح بدن قطعا باید آموزش ببینن چون توی هر سنی اینکه چطوری به کودک توضیح بدی مهارت زیادی میخواد به کودکم بگم تو چیا میدونی اصلا نمیشه گفت به پدر و مادر برین آموزش جنسی بدین به بچهتون ممکنه اونا باعث آزار جنسی بشن و چیزی فراتر بهش بگن اینا همه باید رایت بشه دو محور اصلی در نظام خانواده را رابطه شوهر و زن و رابطه والدین با فرزندان تشکیل میدهد در هر دو حوزه سکسوالیت موضوعی کانونی است چرا که کنترل اندام و رابطه جنسی تولید مثل باز تولید نظام ارزشی تابوها و ممنوعیتها و قواعد در رابطه با فرزندان در شمار کارکردهای اصلی خانواده به شمار می ادبیات این حوزه نشان می دهد، هیچ موقع برای گفتگو درباره تربیت جنسی با کودکان زود نیست. صحبت با کودک درباره تربیت جنسی لزوما پرداختن به مراحل رشد جنسی و نیازهای هر دوره و اطلاعات کافی نیاز روانی جنسی کودک است نه مسائل بیشتر و نکات مهم مراقبت از خود در برابر آزار جنسی نه مواردی که شامل ارتباط جنسی بین دو بزرگسال شود این مهم مطرح شد چون دغدغه بسیاری از والدین و بزرگسالان این است و به غلط مطرح می شود که در تربیت جنسی کودکان به شناختی از روابط می رسند که مربوط به سنشان نیست. لازم به ذکر است در تربیت جنسی به ذکر مراحل رشد جنسی پرداخته می شود نه مسائل مربوط به رابطه جنسی و به کودکان آموزش داده می شود تا با اعضای بدن و نقاط خصوصیشان آشنا شوند تا در نوجوانی و بلوغ نحوه صحیح مواجهه با امر جنسی به مسابه بخش سالمی از زندگی را بدانند. دوره نوجوانی و بلوغ مرحله بحرانی رشد انسان است که عدم آگاهی هم احتمال آسیب پذیری نوجوان را بالا میبرد و هم امکان آسیب رساندن نوجوان به فرد کوچکتر و ضعیفتر از خود را صحبت در مورد مسائل جنسی جنسیت و بدن در دوران کودکی به کودک کمک میکند تا درک درستی از رشد جنسی و مراحل رشد به دست آورد این امر جنسی تنها در رابطه جنسی خلاصه نمیشود بلکه شامل احساساتی است که کودکان درباره بدن در حال رشد خود دارند و شامل درک و ابراز احساسات، صمیمیت، جذابیت و محبت توسط دیگران و توسط کودک نسبت به دیگران و همچنین حفظ روابط مبتنی بر احترام دوجانبه است. به آموزش جنسی باید برای سایر افرادی که در نقش مختلف با کودک ارتباط دارند نیز داده شود. افرادی چون والدین، معلمان، مربیان مهد کودک و هر کسی که کودک ارتباط مستمری با او دارد. این آموزش ها کودکان خانواده ها و سایر مراقبان را به دانش و مهارت صحیح تجهیز می تا اولا از وقوع آزار جنسی پیشگیری کنند و دوما در صورتی که کودک آزار دید واکنش صحیح نسبت به آن را بیاموزد و به کار بگیرد اما چه کسی باید آموزش دهد و آموزش ببیند و چه محتوایی باید آموزش داده شود خانواده ها و کودکان و همه افراد جامعه باید در حوزه امر جنسی آموزش ببینند البته بسته به نوع آموزش ها متفاوت است به طور ویژه کودکان باید در رابطه با خطراتی که آنان را در این زمینه تهدید می کند، آموزش ببینند. مسئولیت اصلی آموزش متوجه دولت هاست. آنها باید به واسطه سازوکارهای مختلف از جمله آموزش و پرورش این آموزش ها را برای کودکان و خانواده های آنان فراهم کنند و کودکانی که در خانواده یا شبکه حمایتی آسیب دیدند را شناسایی و مورد حمایت قرار دهند. البته مسئولیت دولت باعث نمی شود که سایر نهادها و سازمان اجتماعی در این زمینه شانه خالی کنند. خانواده ها، دولت های محلی مثل شهرداری ها و شازمان های مردم نهاد نیز باید در حوزه آموزش پیشگام باشند. تولید محتوا برای جامعه در زمینه آموزش امر جنسی به کودکان. می توان گفت در ایران تقریبا محتوای استانداردی در حوزه آموزش جنسی بر اساس معیارهای آن برای کودکان و خانواده های آنها در دسترس نیست. از این رو لازم است دولت ها به منظور تولید این محتوا و انتشار آن سیاست های لازم را انجام دهند و همچنین فضایی فراهم کنند که توسط محققان و علاقمندان این محتوا تولید و منتشر شود با توجه به مخالفت با سند 20 چه چیزی برای جایگزینی در نظر گرفته شده است و از نظر قوانین حمایتی چه تمهیداتی برای کودکان دانش آموزان در نظر دارند دولت ایران در این زمینه صلاحیت لازم را ندارد همانند سندی که اخیرا در شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و تدوین شده است و نقدهای جدی بر آن وارد است مهمترین نقد این است که این سند مبتنی بر یافته های علمی و نظرات کارشناسان و فعالان حوزه کودک نیست بلکه یک سند ایدئولوژیک با ابهامات و چالش های جدی است از این رو فعالان حوزه کودک و سازمان های مردم نهاد در قیاب دولت کارآمد می مسئولیت این تولید محتوا را به عهده بگیرند آموزش مربیان، معلمان و مسئولان مدرسه در زمینه نحوه برخورد با کودکان قربانی آزار جنسی در فصل قبل نشان داده شد که در برخی از موارد معلمان و مسئولان مدرسه نه تنها قادر به حمایت از کودکان آزار دیده نیستند بلکه با اقداماتی نامناسب بیشتر به آنان آسیب میزنند از این رو لازم است برای آنان نیز دوره های آموزشی در زمینه نحوه مواجهه با کودکان آزاردیده دیده گذاشته شود تا مهارت های لازم را کسب کنند همچنین از آنجا که معلمان و مربیان و مسئولان مدارس ارتباط گسترده با دانش آموزان دارند می توانند به واسطه همین ارتباط برخی از نشانه ها در رفتار و عملکرد کودکان آزار دیده را شناسایی کنند و آنها را به نهادهای حمایتی و درمانی ارجاع دهند اقدام عملی در مدارس برای کاهش خشونت جنسی و سایر اشکال خشونت در بسیاری از کشورها از جمله ایران رابطه جنسی میان معلم و دانش آموز خطای جدی به حساب نمی آید و سیاست های مرتبط با آزار جنسی در مدارس یا وجود ندارند یا به اجرا گذاشته نمی شود. در سالهای اخیر برخی از کشورها قوانینی را برای ممنوعیت روابط جنسی بین معلمان و دانش آموزان وضع کردند. چون این اقداماتی به کاهش از بین بردن آزار جنسی در مدارس کمک می کند. در این حال، طیف وسیعتری از اقدامات نیز لازم است. از جمله تغییر در آموزش معلمان و جذب و اصلاح برنامه های درسی به منظور تغییر روابط جنسیتی در مدارس برقراری روابط صمیمانه با کودک و ایجاد حس امنیت و آرامش در آنها این راهکار نیز یکی از راهکارهای مؤثر به منظور مراقبت از کودکان در برابر آزار جنسی است ایجاد روابط صمیمی با کودکان از سوی والدین باعث شکلگیری احساس اعتماد و امنیت در آنان می شود. همین امر باعث می شود در زمانی که کودک از سوی آزارگر مورد آزار قرار میگیرد، آنان این حس اعتماد و امنیت را داشته باشند که آن را به شبکه های حمایتی و مراقبانشان گزارش دهند. همچنین بخشی از این راهکار ناظر به والدین است. به این معنی که فرزندانشان به خوبی مراقبت کنند و آنان را به دیگران به منظور نگهداری چه برای مدت کوتاه یا طولانی نسپارند. در همین زمینه نهال که تجربه آزار جنسی داشته درباره اهمیت مراقبتش کودکان گفته من فکر می کنم که باید عین اوقاب بالای سر بچه باشن بدونن که هیچ فرصتی رو به کسی ندن این اتفاقش از طرف مرد چه زن میتونه اتفاق بیفته یه خاطره یادم اومد از خودم من اول دوم راهنمایی بودم خانم همسایه‌مون یه دختر بچه داشت یه ساله بود گذاشت بمونه مامانم هم یه کاری پیش اومد رفت انجام بده من بودم و این بچه من خوشم میومد اون بچه به بدنم دست بزنه یعنی ای فرقی نمیکنه دختر پسر والدین باید حواسشون باشه بعضیا تجربه میکنن نمیتونن هضمش کنن, نمی کنن. بعضیا مثل من ازش میگذرن بچه هر چقدر آگاهی بهش بدی بتونه داد بزنه جرعتمندی بهش بدی همه اینا هست چیزی که خیلی بازدارنده است مراقبت والدینه دکتر حسنی ابریان نیز بر اهمیت نقش مراقبت از کودکان در برابر خطرات تهدید کننده و آموزش تاکید داشته ما توی پزشکی میگیم پیشگیری مقدم بر درمانه خیلی کارا هست که نمیتونیم پیشگیری رو نکنیم و درمان نمیتونیم بکنیم جامعه پر از گرگه. پر از افرادی که آمدانه ای از روی بیماری واسه ما و فرزندانمون خوب نیستن و از ما سوء استفاده میکنن. سوء استفاده جنسی فقط نیست، مالی هست، جنسی هست، جامعه پر از سوء استفاده است. چیکار کنیم این وسط؟ مراقبت به دو صورت. یکی در دوران کودکی و فاز اول فیزیکی بچه رو تنها نفرست. به هر کسی اعتماد نکن، مواظب بچت باش. اعتماد بیجا نداشته باشیم. این مراقبت فیزیکی یکی هم فرهنگی باید آموزش بدیم به بچمون که نگفتن یاد بدیم. بهش بگیم که تو یه چیز شخصی داری که هیچکس حق نداره بهت دست بزنه. اینا توی همه دنیا هست، توی ایران هم باید باشه. اگه کسی همچین کاری کرد، بلند میگیم استاب کن، دست نزن. بعد از اون گزارش، باید یه همچین کاری کرد. این آموزشا باید داده بشه. با افزایش سن باید دفاع شخصی هم آموزش ببینن. ما یه دوره توی سیستم آموزشی داریم به نام دوران راهنمایی. این علکی نبود. این بچه سه تا داره که باید حداقل یاد بگیره. این فاز راهنمایی چرا بهش میگفتن؟ بچه باید یاد بگیره راهنمایی بشه به زندگی اجتماعی به حفاظت از خودش به دفاع شخصی و آموزش رزمی اگه قرار با مسائل جنسی آشنا بشه مهمترین وقتش این دور است اگه قرار مهارت زندگی یاد بگیره ابراز وجود کنه اعتماد به نفسی یاد بگیره شروعش از دوران ابتداییه ولی توی این دوران باید تکمیل بشه ما این از دست میدیم بزرگترین دوران همون دوران بلوغه مهمترین دوران زندگی یه بچه است که اگه آموزش رو بدیم و مطمئن باشیم میتونیم اعتماد داشته باشیم که میتونه از خودش دفاع کنه این مسئله خیلی مهمیه نباید اینطوری بی دفاع و تسلیم باشه اگه بچه رو اینجوری بار بیاری این اتفاق واسش بیفته تسلیمه فقط میگیم نه تقصیر توه اگه اینو رایت کنیم و بگه وقتی مطرح میکنن بقیه هم متوجه میشن خانم بیک در کودکی از روی داییش مورد آزار قرار گرفته میگوید به نظر من اگه بتونن اینقدر با خانواده صمیمی باشن که حرفشونو بزنن خب باعث میشه که یه حامی داشته باشن امیر که مربی ورزشش مورد آزار قرار گرفته بود از مشکلات عمده خود بعد از آزار میگوید اینکه آگاه نبوده که تجربه آزار را چگونه به دیگران گزارش دهد به عبارت دیگر عدم آگاهی او نتیجه عدم دریافت آموزش بوده از این رو آموزش به خانواده ها معلمین کودکان و مهمتر از همه رابطه صمیمی میان والدین را به منظور پیشگیری از آزار و مواجهه موثر با آزار پیشنهاد کند. آموزش خود مراقبتی و تربیت جنسی به خانواده ها میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و مسئله اینه که الان خیلی از آدما اینو متحمل شدن و باید بیشتر مراقب باشه واسه نسل بعدی که چیکار کنیم که کمتر قربانی بگیره و بچه های تحت تاثیر قرار نگیرن من توی اون شرایط نمیدونستم به کی بگم از کجا کمک بخوام و خیلی احساس بی پشت و پناهی می کردم. اصلا نمیدونستم چطور خودم از مخمسه نجات بدم حتی مدرسه جای امنی نبود که به معلم و مدیر بگم و کمک بگیرم خیلی مهمه اونا این مسائلو رو بدونن و آگاه بشن به بچه هام بگن معلم و مدیران باید آموزش ببینن و از همه مهمتر صمیمیت والدین با بچه ها خیلی میتونه کمک کننده باشه و بچه ها میتونن راحت تر رازهاشون رو به مامان و بابا بگن که راحت و به جا کمک بگیرن مراقبت از کودکان و عدم اعتماد به دیگران همان که شواهد این پژوهش و پژوهش های دیگر نشان میدهد آزارگران طیف مختلفی از افراد هستند از غریبه تا مهارم اما بیشتر آزارهاش از روی افرادی که به نوعی با کودک ارتباط دارند رخ میدهد لازم است والدین به هر شخصی جهت سپردن کودکانشان اعتماد نکنند حتی اقوام آشنایان طیف مختلفی از پیشنهادها هم ناظر بر مراقبتش کودکان توسط والدین و عدم اعتماد به دیگران به منظور سپردن کودکان به آنان است خانم 25 ساله که در کودکی در یک حادثه از سوی برادرش مورد آزار قرار گرفته میگوید به پسراشون اعتماد نکنن و دختراشون رو با هیچ مردی تنها نذارن. اومد هر کی میخواد باشه. مردا جنبش ندارن. دست خودشون نیست وقتی این حس بهشون دست میده نمیگن کیه خواهرش مادرش هر کی که هست به نظرم نباید مرد با هیچ دختری تنها باشه گرچه چیزی که این خانم میگوید درباره همه مردان صدق نمی کند اما از آنجا که تجربه زیسته او به این شهر بوده او آن را به همه تعمیم داده نرگس 25 ساله از سوی عمویش مورد آزار قرار گرفته بود او میگوید بچه‌ها رو با مردا تنها نذارن حتی برادر عمو پدر من اینو میگم دخترشون رو توی خونه تنها نذارن با هیچ مردی نزدیکترین فرد که باشه حتی پدر اصلاح قوانین و اجرای مؤثر آن کشور ایران در ارتباط با آزار جنسی قانون مشخصی ندارد و مفاد قوانین موجود با همدیگر دارای تعارض است دیدگاه مشارکت کنندگان درباره قانون بر محورهایی مثل فقدان حمایت‌های قانونی، عدم اجرای مفاد آن و جایگاه پدر سالاری در قوانین بوده. از این رو لازم است قانونی کارآمد در این حوزه نگاشته شود تا به نوعی بتواند هم از افراد آزار دیده حمایت کند و هم زمینه بازگشت به اجتماع افراد آزارگر را فراهم کند لازم است این قوانین مبتنی بر یافته های علمی عرف جامعه و تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه باشد مشارکت مؤثر کارشناسان و فعالان حوزه کودک یکی دیگر از نکات مهم در تدوین این قوانین است همچنین لازم است نگاه تنبیهی در قوانین تغییر کند و جایگاه خود را به نگاه ترمیمی بدهد تصویب قوانین به تنهایی کفایت نمی کند. لازم است سازوکارهای مؤثری به منظور اجرای مناسب قوانین طراحی و پیاده شود وجود نهادهای مناسب اداره کننده تعامل هنجارها و تمایلات اجتماعی کارآمد گسترش همدلی و دیگرخواهی مجازات آشکار و برابر فهم محدودیت تحمیلی از جانب حیات زیستی و فناوری همه به رفع تنگنای اجتماعی کمک کرده و تجداد منافع را حل و نتایج اجتماعی مطلوبی را در تعاملات مردم فراهم می کند. در همین زمینه خانم ه کارشناس ارشد مطالعات زنان درباره مسائل قانونی و ضرورت اصلاح قانون گفتند طی سالیانی که تجربه کردم متوجه شدم قانونی که در حال حاضر در کشور وجود داره پر از کاستی های زیادیه که نه تنها حمایت نمیکنه بلکه یه جنبه حمایتی هم در برابر فرد آزارگر داره نظرشون اینه که قانونی که حاکمه در ایران خیلی جنسیتیه بنابراین بحث قانون مخصوصاً در برابر خشونت جنسی اصلا همیشه باید مسکوت بمونه و قربانی خودش ممکنه بیشتر آسیب ببینه همچنین دارین میبینین از این موضوعات آزار جنسی و قتل ناموسی که چقدر این موضوعات مشکل داره و از همه مهمتر همون ازدواج کودکان و ازدواج توی سنی که اصلا قابل قبول و درک نیست خب این مستقیما خشونت و تجاوز جنسیه ولی قانون باز داره حمایت میکنه از یک پدیده جنسی و مورد دیگه ای که در قانون ما وجود داره و خیلی جای اصلاح براش هست اینه که ولایت پدر و جد پدری همچنان لحاظه که این بزرگترین نقصه چون ممکنه در همین خانواده پدری یا توسط پدر این آزار جنسی صورت میگیره ولی چون نقص قانون وجود داره همچنان این پدیده هست چون عملا تصمیم گیرنده برای این فرد چه برای ازدواجش چه در مورد بقیه ی مسائلی که واسه بچه بوده تصمیم گیرنده قانون نیست بلکه پدر و خانواده پدریه خانم کاف تا مسائل جدی را در قانون تشخیص دادند مسائلی چون عدم حمایت فرد آزار دیده ازدواج کودکان که نوعی از خشونت جنسی است پدر سالاری در قانون و مواردی از این دست که لازم است در قانون اصلاح شوند یکی از مسائل قانونی مهم در ارتباط با افراد آزارگر مجازات آنهاست که در قانون نیز مجازات شدیدی تا حد اعدام برای آنها در نظر گرفته شده مجازات شدید مسائل جدی را به همراه داشته است برای مثال در برخی از موارد همان گونه که نشان داده شد آزارگر از مهارم و اعضای خانواده کودک است و همین مسئله باعث می شود آنان به دلیل ترس از مجازات تجربه آزار را به منظور درمان آزاریده و آزارگر گزارش ندهند که همین امر باعث تشدید مسئله و پیامدهای آسیبزای آن می شود در برخی موارد عمل آزار ناشی از اقدام تحریکی یا لغزش از سوی آزارگر است تا از روی نقشه قبلی از این رو مجازات می تواند تبعات سنگینی برای او به همراه داشته باشد لذا لازم است قانون در این زمینه تغییر اساسی کند و جای خود را از قانون تنبیهی به قانون ترمیمی و حمایتی تغییر دهد و در یک پروسه زمینه بازگشت آزارگران به جامعه را فراهم کند افزایش سن ازدواج کودکان تقریبا در تمام کشورها سن کودکی تا 18 سالگی افزایش یافته و علیه ریشه های این ازدواج ها مثل فقر و سنت های غلط مبارزه جدی انجام شده در ایران نیز علیرغم شیوع این نوع ازدواج ها عرف جامعه با آن مخالف است و حتی افزایش سن ازدواج در دستور کار مجلس قرار گرفت اما تحت نفوذ گروه های فشار لغو شد از این رو ضروری است که با علم به همه آرشیوهای کودک همسری و با توجه به مخالفت جامعه با این شکل از ازدواج در کشور افزایش سن ازدواج کودکان در دستور کار قرار گیرد در همین زمینه یکی از متخصصان این حوزه گفته ببینید من تقریبا میشه گفت همه مطالعاتی که در ایران درباره ای کودک همسری انجام دادن مرور کردم همه اونا پیامدهای منفی زیادی رو در سطوح زیستی، روانی و اجتماعی برای کودک همسری نشون دادن. از طرف دیگه، رابطه جنسی در این ها شکلی از خشونت جنسی علیه کودکان یا تجاوزه. لذا لازمه در ایران هم مثل همه کشورهای دنیا سن ازدواج افزایش پیدا کنه و به سن بالای 18 سال برسه. توجه به اوقات فراغت یکی دیگر از پیشنهادها به منظور کاهش کودک‌آزاری جنسی بود. در همین زمینه یکی از مشارکت کنندگان پیشنهاد داده لازم اوقات فراغت کودکان با همکاری مدرسه و والدین پر بشه. زمانی که اوقات فراغت کودکان به صورت موثر پر شود، کمتر دست به رفتارهای پرخطر میزنند. همچنین فرصتهای کمتری جهت تجربه آزار برای کودکان باقی میماند. برای مثال کودکی که در خانه تنهاست احتمال اینکه وارد فضاهای شبه عمومی شود یعنی فضاهایی که کودک در آنجا به دور از مراقبت و نظارت والدین و سایر افراد مراقب او بزرگ می شود، بیشتر است و به همین ترتیب احتمال قربانی آزار جنسی شدن او نیز افزایش مییابد ایجاد مراکز مداخله و درمان با تاکید بر مناطق پرخطر. در بخش‌های مختلف توضیح داده شد که چگونه عدم درمان مؤثر آزار جنسی می‌تواند پیامدها و های جبران ناپذیری را برای کودکان در همه مراحل زندگی آنان به همراه داشته باشد. لذا لازم است مراکز درمانی مختلفی در قالب شبکه‌های بهداشت و کلینیک‌های روانشناسی و مددکاری ایجاد شود. در همین زمینه نیز لازم است در نظام آموزش عالی متخصصانی تربیت شوند تا بتوانند به نحو بهتری به کودکان آزاردیده جنسی کمک یا آنها را درمان کنند. متاسفانه در حال حاضر در کشور ما مراکز مشخصی که مخصوص خدمت رسانی به آسیب دیدگان جنسی باشد وجود ندارد و آزاردیدگان مشتاق به درمان برای دست یافتن به متخصصین این حوزه مستعصلند. در این زمینه مدیر یکی از شعب جمعیت امام علی علیه السلام گفته: ببینید توی جایی که الگوی مصرف مواد مخدر زیاد میشه به وضوح این داستان تثبیت میشه باید پایگاه های حمایتی و اورژانسی در محل رخداد باشن به خصوص توی مدارس باید اینطور باشه که پایگاه مددکاری باشه اونجا بچه ها اگه مستقیم و غیر مستقیم اینو بیان کردن مداخلات سریع باید از طرف کسایی که متولی هستند و آشنا هستند با این آسیب ها انجام بشه مادامی که کودک کار به قول معروف با والدین توی اون محل زندگی میکنه حتی که طبقه متوسط هستن، باز این داستان ها هست چه بسا از طرف خانواده ولی میگن باید اون افرادی که این داستانو میخوان باهاش مواجه آموزش ببینن و آمادگی به بچه ها داده بشه که در معرض این قضیه قرار میگیرن کجا باید برن و دومی مسئله درمانه که توی مدارس و اینا پیش رو نیستیم مثلا 15 ساله بود اون بچه خانواده بچه رو انداخته بودن بیرون سکس ورکر بودن اصلا با برخورد قانونی نمیشد دنبال کرد یعنی میگن درمانی میشه پیگیری کرد یا اتفاقا بچه توی آسیب بیشتر میبره مشاوره، درمان و حمایت گروهی پس از آزار جنسی به ویژه در مواردی که عوامل پیچیده‌ای در روند آزار وجود داشته باشد مفید است. شواهد نشان می‌دهد که یک برنامه شناختی رفتاری که بعد از آزار آماده و اجرا شده است، می‌تواند سرعت بهبود آسیب‌های روانی ناشی از تروما را بهبود ببخشد. همان گونه که شواهد نشان داد، در برخی از موارد آزار دیدگان جنسی در نتیجه تجربه آزار خود را سرزنش می کند. پرداختن به این موضوع در روان درمانی برای بهبود بسیار مهم است. توانمندسازی خانواده های فقیر و در آسیب همان گونه که گفته شد و مسیرهای آن تشریح شد یکی از عوامل علی آزار جنسی فقر خانواده هاست لازم است دولت برای خانواده های دهک های اقتصادی پایین به ویژه سه دهک پایین برنامه حمایتی و توانمندسازی موثری را طراحی و اجرا کند البته لازم است این برنامه ها توجه ویژه به خانواده های آسیب پذیر و در معرض آسیب مثل خانواده های دارای اختلال مصرف مواد مخدر و خانواده های زن سرپرست داشته باشد. دیدگاه برخی از مشارکت کنندگان نیز ناظر بر توانمندسازی خانواده های فقیر بود. خانم میم روانشناس پیشنهاد کرده فقط آموزش و حمایت مالی از خانواده هایی که تحت حمایت بهزیستی هستند ماهانه پول بیشتری دریافت کنند تا واقعا بتونن به بچه هاشون برسن بیشتر کمک میکنه. خود مقوله تجاوز یه چیزی بین دو نفره ولی اینکه چی باعث این میشه خیلی بحثش بیشتره. خیلی باید ریشه ای توی این موضوع کار بشه. خانم کاف بر توانمندسازی خانواده ها و زنان محروم تاکید داشته. اطلاع و آگاهی خانواده ها رو ببریم بالا مخصوصا سعی کنیم صدایی باشیم برای افراد بی صدای خونه که بچه ها و زن ها هستن حمایتشون کنیم تا بتونن جلوی آزار بیستن به اضافه اینکه این, این اطلاعاتو میدیم که توی بحث و بخش شناسایی این ماجرا میتونه کمکشون کنه ولی گاهم میبینیم که مادر میاد میگه آره این اتفاق واسه بچه‌م افتاده ولی من چیکار میتونم بکنم من که نمیتونم حمایتی داشته باشم پس اینجا نیازه که مادرها رو از بحث قدرتمند بودنشون که بگیم تو چقدر عامل مؤثری میتونی باشی توانمند و آگاه کنیم و اون قدرت کافی و لازم رو بهشون ببخشیم در این نقل قول خانم کاف به دو مورد بسیار مهم در زمینه پیشگیری و درمان آزار جنسی کودکان اشاره شد نخست ایشان به مبحث توانمندسازی اشاره کرد توانمندسازی دارای ابعاد مختلف مهارتی اقتصادی روانی و غیره است انسان و زن توانمند کسی است که بتواند از حقوق خود دفاع کرده و در جامعه مشارکت کند اگر زنان توانمند شوند آنان هم قادر به دفاع از حقوق خود خواهند بود و هم قادر به حمایت و پشتیبانی از فرزندانشان مورد بعدی صدای بی صدا بودن است در جامعه به دلایل مختلفی برخی از گروهها به حاشیه رانده می شوند و صدای آنها به گوش متولیان جامعه از جمله حاکمان نمی رسد این گروه به دلیل به هاشیرانده شدن با مسائل و آسیبهای زیادی دست و پنجه نرم می و قادر نیستند صدایشان را به گوش متولیان و سیاست گذاران برسانند. از این رو لازم است فعالان مدنی صدای این دسته از گروه ها در زمینه های مختلف از جمله آزار جنسی در میان کودکان باشند تا آن را به گوش حاکمان و سیاست گذاران برسانند و بر روی تصمیمات آنها اثر بگذارند. تقویت سازمان های مردم نهاد امروز در ایران سازمان های مردم نهاد به یکی از حوزه های مهم در زمینه شناسایی حل و یا درمان مسائل کودکان بدل شدهاند از این رو نقش آنان در زمینه آزار جنسی کودکان در قیاب دولت کارآمد و دو چندان حائز اهمیت است سازمان های مردم نهاد چندین مسئولیت خطیر در این حوزه دارند نخست فراهم کردن زمینه های آموزش جنسی برای کودکان و خانواده های آنان و دوم شناسایی کودکان در معرض خطر و آزار دیده و فراهم کردن حمایت ها و درمان های موثر برای آنان و یا ارجاع آنان به مراکز مناسب این مسئولیت ها برای سازمان های مردم نهاد از آنجا که بسیاری از آنان در مناطق محروم و هاشی نشین فعالیت می کنند دارای اهمیت است که البته بسیاری از این مراکز بنا به هشدارهای دولتی از ورود به حوزه تربیت جنسی و شناسایی درمان این افراد امتناع می کند. تقویت خانه های امن برای زنان در معرض خشونت امروز در ایران با حمایت خیرین و سازمان های مردم نهاد مراکزی تأسیس شده با عنوان خانه امن برای زنانی که در خانه مورد آزار و خشونت خانگی هستند و شرایطی برای آنها پیش میآید که خودشان و فرزندانشان در محیط خانه امنیت جانی و روانی ندارند و بعد از بیرون آمدن از خانه جایی برای پناه بردن ندارند و میتوانند وارد خانه امن شوند و این مکان را به این افراد می تا کمتر دوچار آسیب جدی شوند. خانه های امن در حال حاضر تنها گزینه در کشور است که می شود فوراً با رویکرد قانونی درست و جامع و سری برای آزار دیده پیشنهاد کرد. توجه ویژه به دوران نوجوانی در مباحث حوزه کودکی تقریبا مسائل سنین نوجوانی به خصوص بلوغ مقفول مانده. دوره بلوغ دوره بسیار حساسی برای کودکان است شواهد بسیاری از مطالعات زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی نشان می دهد که کودکان در این سنین تغییرات زیستی، روانی و اجتماعی قابل توجهی را تجربه می کنند، به که نظام های تنظیمی آنان را با اختلالات مواجه می کند و همین امر باعث می شود آنان به لحاظ جنسی آسیب پذیر شوند. از این رو لازم است در مدارس و سایر نهادها آموزش‌های ویژه برای کودکان در زمینه بلوغ و مسائل جنسی فراهم شود. همچنین تجربه آزار جنسی خود به نوعی باعث بلوغ زودرس و لذا آزارهای بعدی می شود که نیاز است در سیاست ها و برنامه ها مورد توجه باشد. در همین زمینه خانم ستاری روانشناس نقل می کند نوجوانی مرحله بحرانی رشده و چه خوبه که والدین مراقبت های خودشون رو دریغ نکنن. فرزندان و کوچکترها رو به هم نسپارن و با هم تنها نذارن. مخصوصا اگه فرزند کوچکتری در خونه دارن حتما آموزش های مراقبت از خود رو برای فرزند کوچک داشته باشن همچنین آموزش های تربیت جنسی برای نوجوانان و آگاهی از بلوغ و نیازهای جنسی این دوران بحرانی توجه جدی به خانواده های هم کودکان در خانواده های هم بسیار در معرض خطر آزار جنسی هستند همچنین میدانیم در حداقل 15 سال گذشته خانواده در ایران دچار چالش‌های اساسی شده و شکل‌های جدید از خانواده از جمله خانواده تک سرپرست، خانواده‌هایی که کودک در آن با ناپدری و نامادری زندگی می‌کند و سایر اشکال خانواده سر برآورده که می‌توانند بیشتر کودکان را در معرض آسیب قرار دهند. از این رو لازم است دولت‌ها و جامعه مدنی برای مراقبت از کودکان در این خانواده‌ها به هایی که در معرض خطر هستند، برنامه‌ها و سازوکارهای لازم را تدارک ببینند. بخش زیادی از این سازوکارها باید ناظر بر پیشگیری از آزار دیدگی باشد در این زمینه در بخش زیر به چند پیشنهاد پرداخته می شود ایجاد کمپین های پیشگیری این کمپین ها به تلاش برای تغییر نگرش نسبت به خشونت جنسی با استفاده از تبلیغات در رسانه ها و در سطح شهر و محله ها متمرکز است در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آفریقایی از این روش استفاده می شود که موجب افزایش آگاهی شده است در همین زمینه ابتکار سازمان ملل متحد برای مبارزه با خشونت های جنسیتی در 16 کشور آمریکای لاتین و کارائیب در حال انجام است این کمپین طراحی شده تا آگاهی جوامع در مورد هزینه های انسانی اجتماعی و اقتصادی خشونت علیه زنان و دختران را افزایش دهد در سطح دولت برای تدوین و اجرای قوانین علیه خشونت جنسی ظرفیتی ایجاد کند شبکه های سازمن های دولتی و خصوصی را تقویت کند تا برنامه های موثری را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران تراحی و اجرا کند. استفاده از روی یا مدل های رشدی برای پیشگیری از آزار. پژوهش‌ها ها بر اهمیت پرورش و فرزندپروری پروری بهتر و متعادل تر به لحاظ جنسیتی برای پیشگیری از خشونت جنسی تاکید دارند. در همین زمان شوارتز یک مدل پیشگیری را توسعه داده که رویکرد رشدی با تاکید بر مداخلات قبل از تولد دوران کودکی و نوجوانی و همچنین بزرگسالی اتخاذ کرده است در این مدل عناصر پیشگیری از خشونت جنسی در قبل از تولد عبارتند از ارتقای مهارتهای فرزندپروری مقابله با کلیشه های جنسیتی درباره نقش های جنسیتی استرس درگیری و خشونت در سالهای اولیه کودکی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی این مسائل را دنبال می کردند و به دنبال معرفی کودک جنسی و قرار گرفتن در معرض خشونت در رسانه ها و همچنین به دنبال ارائه آموزش های غیر جنسیتی بودند. این برنامه در دوره های بعدی رشد کودک به دنبال ارتقاء سلامت شامل الگو سازی از رفتارها و نگرش بود که هدف آنها جلوگیری از سوگیری و کلیشه‌سازی، سازی آموزش کودکان برای تمایز قائل شدن میان لمس خوب و بد و افزایش توانایی و اعتماد به نفس آنها به منظور کنترل بر بدنشان است. این مداخلات به کودکان اجازه میداد درباره آزار جنسی حرف بزنند در دوره نوجوانی و بزرگسالی بحث های درباره افسانه های تجاوز چگونگی تعیین مرزها برای فعالیت های جنسی و پایان دادن به رابطه جنسی اجباری و توأم با خشونت بود در حالی که مدل شوارت برای کشورهای صنعتی طراحی شده برخی از اصول آن را میتوان در کشورهای در حال توسعه نیز به کار برد برنامه ریزی برای متجاوزان به منظور پیشگیری از آزارهای بعدی این برنامه ها اخیرا در کشورهای صنعتی به اجرا درآمده و ارزیابی شدند. واکنش مردان متجاوز این بوده که مسئولیت خود را نپذیرفتند. برای اینکه این, این برنامهها ها موثر باشد لازم است آنان را به طرقی وادار به پذیرش مسئولیت خود و اعمالشان کرد. یکی از راه‌های دستیابی به این امر برنامه‌هایی است که مردان متجاوز و نه قربانیان را برای همکاری با کمپین‌های مبارزه با خشونت جنسی هدف قرار دهد. از این طریق ترکیبی از آموزش، نقد فرهنگی و کنشگری اجتماعی حاصل خواهد شد. نهایتا در های بعدی لازم است موضوعات زیر در دستور کار قرار گیرند تا دانش کافی در این حوزه تولید شود در این حوزه تعدادی از مسائل حقوقی در قانون ایران مرور و نشان داده شد اما هنوز جای کار در این حوزه بسیار زیاد است لازم است حقوقدانان به صورت دقیق به خلقها و مشکلات قانون ایران در این زمینه بپردازند و پژوهش‌های تطبیقی انجام دهند و نتایج قوانین مختلف در کشورهای دیگر را بررسی و مطالعه کنند و در نهایت الگوهای مناسبی برای جامعه ایران پیشنهاد دهند. همچنین حقوقدانان و مددکاران اجتماعی نیز می بر اساس پرونده های موجود و تجارب قضات به پژوهش در این حوزه بپردازند. واکنش جامعه به آزار جنسی به صورت عام و افراد آزار دیده و آزارگر به مبحث کودک تداوم و درمان آن بسیار مهم است. از این رو لازم است در پژوهش دیگر جامعه شناسان و مردم شناسان این واکنش ها را شناسایی و گونه شناسی کنند و بر اساس آن الگوهای مناسبی را به جامعه به منظور واکنش و نحوه برخورد با آزار جنسی به صورت عام و کودک آزاری جنسی به صورت خاص پیشنهاد دهند. یکی از مسائل و خلقهای مهم در ایران فقدان دستورالعمل های مبتنی بر شواهد و اصول علمی و اخلاقی برای درمان افراد آزار دیده جنسی است. از این رو پیشنهاد می شود مددکاران و روانشناسان به پژوهش در این حوزه بپردازند و راهنما و دستورالعملهای درمان را تدوین کنند دین پژوهان در چارچوب فقه به ویژه فقه شیعه می توانند به مطالعه دینی و فقهی در این زمینه بپردازند و با توجه به عرف دین و جامعه نوآوری دینی و فقهی در این حوزه را پیشنهاد دهند پژوهش های دیگری به مطالعه آزارگران و علل و دلایل آزار در میان آنان بپردازد و در نهایت الگوی مناسبی را به منظور پیشگیری از آزار و درمان با تاکید بر افراد آزارگر ارائه دهد. شناسایی دقیق عوامل و پیامدهای زیستی و روانی آزار جنسی نیازمند پژوهش‌های دقیق پزشکی و روانشناختی است. از این رو لازم است متخصصان این حوزه به پژوهش میدانی دقیق و عمیقی در این حوزه بپردازند. پیشنهادهایی در راستای ترمیم، اصلاح، کاهش و پیشگیری در سطح میانه، کلان و ساختاری. دایره شمول قانون منع زنا با محارم که یکی از نیرومندترین قوانین اجتماعی است، از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است و در طول تاریخ صور مختلفی به خود گرفته که بیانگر ویژه اجتماعی و فرهنگی آن است و نه بنیان طبیعی و بیولوژیکش چرا که اگر ارتباط جنسی با مهارم به طور طبیعی مورد نفرت انسان ها می بود جوامع انسانی این, این سرسختانه ارزای خود را از آن منع نمی کردند اما آنچه دامنه سیب شناسی آن را برجسته می کند نه رابطه جنسی مترتب بر آن بلکه سوء استفاده از قدرت و سلطه برای گروه های فاقد قدرت برای اعمال خواست جنسی در قالب تجاوز به بدن و تمامیت وجودی فرد در درون خانواده است که با توجه به فرهنگ و باورهای رایج هر جامعه پیامدهای جسمی و روانی و تروماهای عمیقی را به ویژه در دوران بعدی رشد برای کودک به دنبال می‌آورد. عمق این آسیب بسته به نوع فعالیت جنسی تحمیل شده ماهیت روابط خانوادگی و نسبی طرفین درگیر و همچنین سن و جنسیت طرفین متفاوت خواهد بود. از آنجا که آزار جنسی طیف وسیعی از رفتارها را در بر میگیرد یافتن تعریف مشخص برای آزار جنسی که با شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع مرتبط است کار دشوار و در این حال کاری بیثمر است اما آنچه ضرورت عینی و عملی دارد ایجاد زمینه آموزش و آگاهی و روشنگری در بین کودکان است که بالقوه مستعد آزار در خانواده و جامعه هستند این آموزش به نوعی واکسینه کردن حال آینده ای کودک و جامعه است از آنجا که دسترسی به آزارگران احتمالی دشوار و تقریبا ناممکن است آموزش کلی جامعه و خود کودک از طریق شبکه های مجازی نهادهای آموزشی و پرورشی تابلوی اعلانات سطح شهر پخش تراکت تبلیغات رسانهای و صدا و سیما بهرهگیری از وجوه هنری و غیره کم هزینه ترین و کارآمدترین مکانیزم در کوتاهترین مدت محسوب می شود. اگرچه این یاد بخشی به راهکارها با توجه به شالوده ای ایدئولوژیک جامعه ایران با چالش ها و موانع جدی مواجه است اما تلیعه روشنی است که جنبش ژینا از شهریور سال 1401 در ایران ایجاد کرده وضعیت ساختارهای سیاسی حاکمیت تاریکندیش ضد زن را به گونه دیگر رقم خواهد زد این جنبش در کنار شعار محوری زن زندگی آزادی با هم فراخانی مدنی ترین مطالبات و مشارکت تمامی تیپ درون جامعه به انظام همراهی جامعه مدنی بین المللی راه های تغییر رادیکال را در ساختار و و سرکوبگر ایدئولوژی محور رژیم هموار کرده و زمینه را برای تغییرات فرهنگی آماده می کند. در چنین بستری با تحولات پیش آمده می امیدوار به تغییرات قوانین پدر سالارانه و سلطه گر بود. چرا که تاکنون بنیادی ترین نیروی محرکه ی هر گونه تعدی، خشونت و تجاوز به زنان و کودکان تحت قوانین تبعیض آمیز برخواسته از و دین و شیوه اجرای آن تحت نظارت نظام غذایی مرد سالار محقق شده که با برافتادن این ساختار به تدریج بخش اعظمی از مسائب زدوده خواهد شد و بخش فرهنگی که بقای آن در سنت دیرینه جامعه جا خوش کرده را می توانست طریق سامانه های آموزشی و توسعه آگاهی در سطوح مختلف و از پایین اصلاح کرد با این وجود در راستای ترمیم اصلاح کاهش و پیشگیری پدیده کودک جنسی به برخی از مواردی که در سطح میانه کلان و ساختاری مطرح هستند اشاره می شود آموزش و برنامه ریزی در راستای زدودن ریشه های فرهنگ مرد سالاری و رفع موانع برابری حقوق زنان و کودکان با شناسایی و آموزش نفی ارزش های غیر انسانی حاکم بر جامعه پدر سالار. فشار روی نهادهای حاکمیتی و غذایی از طریق نهادهای مدنی جهت اجرای مفاد سند 20 سی. مطالبات در حوزه اطلاع رسانی در زمینه حقوق کودکان و رفع خشونت و تجاوز از حریم آنها در خانه و مدرسه و جامعه با توسعه گردش آزاد اطلاعات یاری به کودکان و زنان برای شکستن فضای ذهنی که آنها را ناگزیرش سکوت می کند. امنسازی مکانهای عمومی سطح جامعه و آموزش هوشیاری اجتماعی و شخصی به کودکان از طریق نهادهای آموزشی برای مواجهه فعال با آزار در محیط خانه و جامعه. رفع فرهنگ مالکیت محور و زدودن ارزش بکارتگرایی به عنوان ملاکی برای ارزش گذاری زن تا دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفتند از ترس آبرو تن به ازدواج اجباری و کودک همسری ندهند. بازنگری پیگیر عملی و جدی در وضعیت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جامعه که با تجداد ساختارهای سنتی و مدرنیزم در حال قربانی گرفتن از گروه های فاقد قدرت جامعه است جامعه ای که فرزندان به عنوان بخشی از دارایی والدین به هر نوع رفتاری اعم از تعرض و تجاوز جنسی تنبیه بدنی آزار خشونت و قتل تلقی می شوند. اصلاح فوری بنیانهای فکری و فرهنگی جامعه در حوزه مقدس انگاری والدین و زدودن این نگاه مخاطره آمیز ایدئولوژیکی و پدرسالارانه سالارانه از خانواده. آموزش و فرهنگسازی در خصوص اینکه اختیارات و اقدامات والدین باید محدود به رعایت حقوق اساسی فرزندانشان باشد نه تلقی ابزار انگارانه و مالکیت گرایانه آموزش محل محور خانواده ها در راستای آشنا ساختن آنها با ارزش های فرهنگی نوین و سرعت تغییرات هنجارهای اجتماعی که باعث تعارض و تجزاد فکری و اندیشه ای بین والدین و فرزندان شده است. آموزش مدیریت بدن، خودکنترلی، احترام به خود و دیگران، کنترل خشم و هیجان و فشار روحی و روانی و عصبانیت شدید که باعث رفتار غیر متعارف می شود، با همکاری نهادهای خرد و کلان سطح جامعه، رسانه ها و شبکه های اجتماعی. ترویج این مسائل که کودکان به حوزه عمومی پیوند دارند و نه به حوزه خصوصی خانواده که خود را مالک جان و مال کودک فرض می کند. در این صورت هر آزاری که از سوی والد متوجه کودک باشد کلیت جامعه باید پدر را به چالش بکشد نه اینکه والدین مبرا از هر جرمی در ارتباط با کودک دانسته شوند آموزش مستمر و جدی کودکان در مورد اینکه چگونه از خود محافظت کرده و در چه مواردی باید کمک بخواهند بازنگری فوری در قوانین مرتبط با کودکان و آزار جنسی و خشونت علیه آنها که از بد به امر فاقد دارندگی لازم بودند کمک به افزایش خودگاهی کودکان در زمینه درک خیشتن و نیازهای خود از طریق نهادها و مدارس و بیلبوردهای سطح شهر و نیز برپایی نمایش های خیابانی محل محور در این زمینه. آشنا ساختن خانواده ها و شهروندان با حقوق اجتماعی و فردی خود از طریق تبلیغات رسانهای و دانش نوین با کمک نهادهای غیر دولتی با هدف اصلاح تدریجی فرهنگ و زدودن باورهای ناکارآمد. توسعه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با کودکان از طریق بخش خصوصی و غیر وابسته به دولت. حذف و کاهش نگاه جنسیتی در برنامه های درسی و و زدودن روی کردهای مردم محور و سلطه گرایانه محقق از ازهان کودکان. توجه دادن شهروندان و مسئولین از طریق برنامه های آموزشی مستمر به مقام انسانی تمام سنین و جنسیت ها با تاکید بر امهای تمایزهای کاذب جنسیتی و نفی ابزار انگاری مالکانه بر روی کودکان و زنان و گروه های مطرود. اقدام به حرکت های در راستای ترد و حزب ایدئولوژی ها و باورهای مردسالار و سلطه‌گرا که نگاه آبش محور بر روی کودکان دارند. ترویج فرهنگ کتمان صلح و تفاهم به جای فرهنگ تقابل و تفاوت جنسیتی در خانواده و جامعه با هدف تولید امنیت برای طرح و افشای آزار و خشونت جنسی در صورت وقوع ترویج فرهنگ خودانتقادی در سراسر زندگی فردی و اجتماعی از کودکی تا بزرگسالی جهت تقویت بنیان شخصیتی و مقاومت در مقابل تحقیر ناشی از آزار و ارعاب از تهدید آبرو و شرم و حیثیت و ارزش از این پدیده های جامعه سنتی مرد سالار. تلاش از طریق فشار جامعه مدنی روی قانونگذاران و مجریان برای کاهش فاصله بین قوانین فقهی و اسلامی با قوانین کنوانسیون حقوق کودک ایجاد هماهنگی ارگانیکی موثر بین نهاد مدرسه، قانون، پزشکی و مددکاری و تدوین برنامه های آموزشی برای آنها با هدف شناسایی و کمک به کودکان آزار دیده با حفظ رازداری و تضمین امنیت آنها. تقویت دفتر مددکاری تخصصی و نه نمادین سوری در قوه غذایی و ایجاد این دفاتر در مدارس و اوژانس های پزشکی و اجتماعی و محله های سطح شهر و روستا. تأسیس شورای حمایت از حقوق کودکان در قوه قضایی متشکل از متخصصین روانشناسی، جامعه شناسی، رفتارشناسی و حقوق. برنامه ریزی برای آموزش و ارتقاء فهم فقها ها از فرهنگ زندگی روزمره مردم تا در اجرای قانون روز آمد عمل کند. آموزش وکلای تخصصی برای دادخواهی مسائل مرتبط با تجاوز جنسی در عرصه عمومی یعنی ارگان ها و نهادها و در عرصه خصوصی یعنی خانواده. آموزش و تبلیغ منع خشونت و آزار جنسی در سطح شهر، رسانه ها و شبکه های اجتماعی. استفاده از مربیان و مسئولان مجرب و آگاه به مسائل روانشناسی در محیط مهد کودک و مدارس. آموزش و ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان در زمینه کنترل روابط و ها و های تعاملی در خانواده و جامعه و روشنگری در مورد بهداشت جنسی. به چالش کشیدن روی کرده نظام سیاسی حاکم بر ایران در رسانه‌های اجتماعی مجازی که برابری جنسیتی و آموزش مفاد سند بیست را توطعه وارداتی جهان غرب و سهیونیسم میدانند تلاش در تسریع سکولار سازی قوانین مدنی و اعمال مجازات برای عاملان آزارها و خشونت جنسی با ایجاد کمپین و تشکل‌های اعتراضی و مطالبات از طریق گروه های مرجع مورد وشوق مردم و فشارهای بین‌المللی. توجه جنبش و فعالان حوزه زنان در ایران به مسائل خانواده و ماهیت جنسی کودکان دختر که زنان و مادران آینده جامعه هستند با هدف امهای چرخه باستولید خشونت، آزار جنسی و جسمی، کودک کمسری و غیره مدیریت فرهنگی از طریق رهبران هنری و ورزشی و علمی مبتنی بر نفی خاله های آموزشی و هنجاری پیرامون پدیده ناموس و قب، زدایی و قداست زدایی از ادبیات و باورهای مسلط بر نهاد خانواده و ازدواج آموزش مبارزه با نفی فاعلیت کودکان و رویکرد سیستماتیک انسان زدایانه حاکمیت و قانون در ایران که پدر را ولی و کودک را آبژه هر امر مالکان تلقی می کند. ایجاد حساسیت در نهادهای زامن سلامت عمومی شهروندان مثل وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، رفاه، مددکاری و غیره نسبت به مداخله در بحرانها و ها و تجاوزهای حوزه خانواده. آموزش و بازاندیشی همگانی در مورد استفاده از جسارت و مقاومت در برابر متجاوز، عدم سرزنش قربانی آزار، ایجاد ناامنی برای متجاوز تا جرأت تعدی در سایه سکوت قربانی را نداشته باشد. ایجاد مراکز مشاوره برای گروه درمانی آزار دیدگان برای جلوگیری از پیامدهای آزار و نیز گروه درمانی آزارگران یعنی درمان ناشناس جهت شناخت علل و زمینه ها و مکانیزم‌های استمرار عمل آزار و کمک به بهبودشان توسعه آگاهی از طریق فضای مجازی در راستای نفی اخلاق متظاهرانه که موجد تابوی زنانگی و در نتیجه پنهانسازی تجاوز پشت حصار شرم، آبرو، حیثیت و ناموس می شود. ایجاد خطوط تلفن مخصوص برای گزارش تجاوز و آزارهای جنسی خانواده با حفظ اصول ایمنی. گذری بر پاره ای از راهکارها و پیشنهادات کلیدی. یک شناخت اینی دوره کودکی و نوجوانی به مشابه پدیده اجتماعی با روی نوین مطالعاتی و جامعه شناسی و نشر از منظر روانشناختی و مراحل رشد دو ضرورت مطالعه آزار جنسی به تفکیک جنسیت و دوره سنی یعنی کودکی و نوجوانی به لحاظ سبب شناسی و پیامدسنجی متفاوتی که دارند سه سیاستگزاری های رفاهی آموزشی با تمرکز بر خانواده ایرانی در تعامل دولت و شایه های مردم نهاد و ارگان های حمایتی با هدف تعدیل و کاهش محرومیت های چند بودی، والدین نسبت به روابط جنسی محافظت شده، تقویت مسئولیت پذیری و مراقبت از کودکان و نوجوانان، نقد و بازبینی سبک های جامعه پذیری و فرزندپروری پروری با روی کردها و کلیشه های جنسیتی. چهار، سیاست گذاری نهادی جهت حمایت ساختارمند و زمانمند از کودکان آزار دیده جنسی از بعد نگهداری یعنی نهاد جایگزین خانواده خدمات مددکاری و مشاوره ای به شکل طولانی مدت و چند بودی و رسد کردن آنها به شکل نظاممند و ممتد. 5. تقویت مطالعات حوزه جامعه شناسی احساسات با تمرکز بر واکاوی انتقادی احساسات غالب در جامعه ایران شامل ترس، گناه، خشم، حقارت، نفرت و ارتباط آنها با ارزش‌های عرفی یعنی آبرو و حیثیت، و سیستم پاداش و تنبیه نهادینه شده در فرایند جامعه پذیری و ساختار تربیتی خانواده ایرانی و سایر نهادهای اجتماعی کردن. شش، ریشه شناسی مکانیزم انکار و فرافکنی در همه لایه های جامعه و نهادهای اجتماعی و ارتباط آن با ارزش های عرفی و احساسات فرهنگی غالب بر جامعه ایران. هفت، سیاستگزاری رفاهی آموزشی با تمرکز خاص بر خانواده های تک والد و تک سرپرست جهت پیشگیری از آزار جنسی که در آنها زمینه و فراوانی دارد. 8. گزاری منطقی و محلی در باب فقر با تغییر رویکرد فقر به مشابه ترد اجتماعی و محرومیت چند بودی و زیر بنای انواع محرومیت ها و نظارت بر فضاهای بیدفاع از طریق برنامه ریزی سبودی برای این فضاها که در متن و مدل به آنها اشاره شد. 9. بازبینی ساختار و رویکرد حقوقی و قوانین مربوط به آزار جنسی و اجرایی شدن آن با هدف طرح سیاستهای پیشگیرانه از منظر حقوقی و تدابیر قانونی و قضایی در حوزه آزار جنسی رفع ابهام در مرزبندی گروه کودکان و نوجوانان شفافسازی و نقد رویکردهای جنسیتی در این گفتمان حقوقی و رفع در همتنیدگی آن با گفتمان فقهی و آسیبشناسی سازمانهای مجری آن ده آموزش مهارت‌های زندگی و تقویت فن ارتباط سالم با تاکید بر دو مهارت کنترل خشم و مهارت نگفتن و ریشه شناسی آنها در کارگروه‌های مشترک بین والدین و فرزندان جهت پیشگیری از آزاردیدگی و آزارگری جنسی تمرکز بر تدوین برنامه‌های رسانه‌ای با رویکرد انتقادی و واقع بینانه جهت شفافسازی و آموزش این مهارت‌ها به والدین، کودکان و نوجوانان. 11 تمرکز حوزه مطالعاتی و پژوهشی بر اشتراکات و ارتباطات میان مسائل و آسیب اجتماعی از جمله ارتباط اعتیاد، فقر، طلاق عاطفی، روسپیگری، تعدد روابط جنسی، دزدی، همجنسگرایی و غیره با آزار جنسی و تاکید بر زنای با محارم به گونه‌ای بین رشته‌ای و با روی نوین های مطالعاتی با هدف به کارگیری راهبردهای حاصل از آنها در سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران. تدوین سیاست گذاری های خاص حمایتی برای گروه های کودکان و نوجوانان خاص و متمایز مثل معلولین، عقب افتادگان ذهنی و غیره با هدف پیشگیری از آزار جنسی این گروه ها و همچنین تدوین و اعمال سیاست های حمایتی و غیر در مورد گروه کودکان و نوجوانان مهاجر مثل افغانستانی ها و خانواده آنان با روی کرده عوامل سنجی آزار جنسی این کودکان و کاهش و رفع آن. 16 واکاوی مکانیزم ها و شاجوکارهای روی کرده اخلاقی معشر در برساخت آزار دیده به مسابه مقصر و گناهکار و روند آبجه سازی و درونی سازی این سازوکارها توسط خود آزار دیده در مطالعات و پجوهش های آتی. چهارده، ضرورت مطالعه تطبیقی در بکارگیری مکانیزم این کار آزار در دو جنس زن آزار دیده و مرد آزار دیده و عوامل سنجی آن از طریق رسد گفتمان های بر فضای جامعه و پیامدهای آن. تغییرات بنیادین و عملیاتی در ساختار آموزشی و پرورشی مدارس از جمله تعامل بیشتر آن با نهاد خانواده و خانه و تقویت جایگاه مشاوره آن با روی کرده پیشگیری از آزار جنسی کودکان و نوجوانان مبنی بر شفافشازی و عدم انکار با مهیا کردن فضای گفتمانی توأم با اعتماد و حمایت و ارجاع کودکان و نوجوانان آزار دیده به نهادهای حمایتی